از دوشنبه تا جمعه 4 ساعت لایف ترید کنار شما هستیم. سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ بریم کی اینجاست؟ اصلا امروز متفاوت، اصلا شما بفرمایید. بفرمایید خانم مقدمه. بفرمایید. آره واقعا میگم. مرسی. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدیم به برنامه لایف ترید امروز. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشیم، پرسود باشیم، همراهتون هستیم. سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم خدمتشون. و امروز که خانم مریم نیست، شهرام جان لایو اختصاصی هستن، ما هم در خدمتتون هستیم. آقا رضا بفرمایید. ممنونم. من هم مجدد سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز پرسیدی رو در پیش رو داشته باشید. بفرمایید. خیلی هم عالی. سلام و درود عرض می‌کنم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز هم در خدمتتون هستیم با یه برنامه دیگه از شبکه کافه ترید. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در ادامه هم حتماً همراهمون باشین. آقا علی نیستن، برمیگردن. بریم اون سمت با تحلیل بچه‌ها. بسیار عالی، مرسی. علی اینجا بود. علی کو؟ خب بفرمایید شما. خب بریم 4 تا طلا رو با هم ببینیم. اوه ترکیه. آهان، این ثانیه نیست، این ساعت منظورش. الان تایم بیام بریم چیزش کنیم. اوکیه. خب الان تایم فریم 1 ساعت هست، یعنی الان اگه شما یک کنارش اسم میبینیم 1 ساعت هست. تایم فریم 1 ساعت طلا هستیم و یکم چارت رو اگر که زوم کنم با هم میبینیم که روی این ناحیه عرضه اومد قیمت. اگه یادتون باشه روی چارت داشتیم این ناحیه رو که منشأ این حرکت ریزشی بود که قیمت تا حدود 1985 هم ریزش داشت. حالا از این ناحیه از حدود 2030 ما ریزش هایی رو داشتیم دیروز که تا حدود 2023 دقیقا ناحیه شکستی که ایجاد شده بود، سقفی که ازش ریزش کرده بود و به سمت بالا حرکت کرده بود. دیگه اگه همراهمون بوده باشین میدونین که من همیشه روی این ناحیه شکست ها ترید میگیرم و خب اومد رسید دوباره به این ناحیه شکست، حرکت کرد به سمت بالا. حالا نکته ای که وجود داره چیه که برای ما میتونه مهم باشه؟ اول از همه تو تایم فریم 1 ساعته باید دقت کنیم یک سقف بالاتر ثبت شده، یعنی اومد کلوز بالاتر رو ثبت کرد، یه ریزشی داشت و از حدود 2026 دوباره حرکت کرده به سمت بالا. پس احتمال اینکه از این ناحیه بتونه حرکت بکنه بگذره تا ناحیه بعدی بیشتر شده. این نکته خیلی مهم هستش برای موقعیت های سل. همچنان این ناحیه شکسته نشده، همچنان فید نشده. فقط یه نکته ای هستش، بهتر جایی اگر که خواستیم وارد بشیم جایی باشه که تایید رو که اول از همه گرفته باشیم و بعد از اون هم استابلاس ما هر چقدر کوچکتر باشه خب ارزش ورود بیشتر میشه، چون میتونه دیگه این ناحیه ریسکی شده باشه با توجه به دلیلی که خدمتتون عرض کردم. ناحیه بعدی کجاست؟ ما این کندل رو داریم، یکم البته باید بالاتر بکشم، نه دیگه خیلی رفت بالا. این کندل رو داریم که از حدود 2035 تا 38 هستش. یک کندل در واقع بیسیه که ریزش کرده، این کف شکسته شده توی هیستوری، یه بار اینجا قیمت با شادو بهش پول بک زده و ریزش رو داشتیم. پس این ناحیه بعدی هستش که ما در واقع روی چارت داریم. ولی این موضوع رو باید حتما بهتون بگم در مورد، حالا کلا به عنوان یک نکته آموزشی هم میتونیم ببینیم، منشأ همه این ناحیه‌هایی که ما داریم این کندل هستش که از 2039 تا 42 هستش، یعنی یک ناحیه اصلی که در برخورد بهش ناحیه هایی به وجود اومدن، مثل همین 35 تا 38 ما، مثل همین حتی ناحیه‌ای که البته نه اینجا دیگه خودش در واقع یه پول بک بوده، ولی مثل همین ناحیه 2035 تا 38 خودش واکنشی بود به اون عرضه اصلی که خدمتشون گفتم. با این کندل یه ذره چارت رو بزرگ کنم، اینجا این کندل قرمز رنگ، ناحیه ها رو هم هایت کنم، این کندل به وجود آورده در واقع و منشأ اصلی این هستش. پس جایی که بسیار میتونه مهم باشه برای ما روی چارت. فعلا که روی این ناحیه عرضه داره نوسان میکنه، حدود 27 تا 31 رو داشتیم و داره روی اون نوسان میکنه. حالا جایی که برای موقعیت های خرید میتونه خوب باشه، یکی
اینجا کندلی از حدود 2019 تا 2023 که یه بارم از سقفش برخورد کرد رفت به سمت بالا، الان اگر برسه کفش رو داریم حدود 2019 و بعد از اون اینجا دیگه میریم برای 2013 تا 15 دلار که اگه برسه و تایید داشتیم برای موقعیت های خرید فعلا روی چارت هستش. اما بریم تایم فریم های بالاتر رو ببینیم چه اتفاقی داره میفته. این کندل 4 ساعته بسیار مهمه، حدود 40 دقیقه دیگه بسته میشه و خب باید ببینیم که میتونه بیاد و یه نفوذی داشته باشه زیر عدد 2024-400 شکسته بشه، ما میتونیم انتظار تارگت های ریزش بیشتری رو برای طلا داشته باشیم. نکته بسیار مهم هستش اینجا، اگر این گالف بشه ما میتونیم انتظار ریزش بیشتر رو داشته باشیم، در غیر این صورت همینطور میتونه اهداف بالاتر رو تست بکنه قیمت. این هم از نکته که توی 4 ساعته داشتیم و مورد توجه هستش. این کندل هم که خیلی مهمه کلوزش، حتما با هم چک میکنیم. بریم تایم فریم دیلی رو یک نگاهی بندازیم. یادتون باشه از این حمایت طلا حرکت کرد، نشونه تایید رو داشتیم، موقعیت های خرید رو برای طلا گرفتیم تا الان که دیگه داره میرسه به این ناحیه عرضه تو تایم فریم دیلی. سقفش هم حدود 42-43 هستش که راجبش گفتم، اصلا کندلش هم توی تایم پایین دیدیم یه منشأ حرکت مهم هستش و خب اینجا هم توی تایم دیلی در واقع برای ما ناحیه‌ای هستش که اگه برسه در واقع میتونه قیمت ریاکشن های ریزشی رو بگیره که ریفاینش رو با هم دیدیم تو تایم های پایین تر چون خیلی بزرگه تو تایم دیلی. بریم چارت نقره رو هم با هم یه نگاهی بندازیم. الان چون تایم دیلی هستیم یه نگاهی بندازیم، یه کندل دیلی نزولی قوی داشتیم ولی باید دقت کنیم این گالف نکرده. برای نقره حمایت هایی داریم مثل این حدود 22,730 که خیلی میتونه جذاب باشه اگر برگرده چون ناحیه شکست هستش. حالا کف کندل ها رو هم میتونیم برای خودمون در نظر بگیریم. بریم توی تایم های پایین چون الان ناحیه خیلی بزرگه توی دیلی. بریم توی تایم های پایین برای خودمون نواحی رو پیدا کنیم. من 4 ساعته رو میارم، نواحی رو هم آن هاید میکنم. اگه تو ماشا این عرضه ای بود که برای نقره داشتیم و یه ریزش خوبی ازش داشت، به این تقاضا رسید، از این ناحیه حرکت هایی به سمت بالا داشتیم، یک مقاومت ایجاد شده 23,160 تقریبا که جلوی رشد قیمت رو میگیره و به خاطر همین تا زمانی که نتونه از این عدد گذر بکنه احتمال تاچ شدن تارگت هایی مثل حدود 22,870 و بعد از اون 22,710 هستش که حالا من کف های نواحی حمایتی رو در نظر گرفتم و اینا ناحیه هایی هستن که توی تایم فریم 15 دقیقه ما میتونیم ببینیم که یک بار قیمت برخورد کرده، حرکت خوبی داشته به سمت بالا. الان اینجا یک کندل بیس ساخته شده توی 15 دقیقه، اگه بهش برسه ناحیه کوچیکیه میتونه ارزش ریسک داشته باشه. بعد از اون هم که این ناحیه هستش توی تایم 15 دقیقه راجعش صحبت کردم، حدود 22,710 هستش، حدود 22,770 و دیگه میریم برای یه تارگت های پایین تر. حالا در صورتی که از این سقف بگذره چه اتفاقی میفته؟ قیمت میتونه تارگت های بالاتری رو تا حداقل این ناحیه، حالا این کندل منشأ حرکت رو میتونیم در نظر داشته باشیم و این کف شکست که میتونه مهم باشه 23,390 داشته باشیم. این هم از آپدیت های مهمی که برای نقره میخواستم خدمتتون بگم. فریزا جان بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. و دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم که ما امشب نشست فدرال رزرو رو داریم، یعنی نرخ بهره نیست ولی صورت جلسه داره و نشون میده که دیدگاه فدرال رزرو به چه صورت هستش. درست گفتم؟ آها آره میگم، چرا نگی؟ آره. و جمعیان کافه ترید امشب احتمالا هیچ پوزیشن بازی نخواهد داشت به استثنای علی و اشکان که نمیتونه پیش بینیشون کرد و آره کافه ترید یه جا دیگه مشغول هستش. خدمتتون عرض کنم که خودم شخصا دیدگاه هم نسبت به امشب، چون تقریبا هم همه مارکت ها جای مهمی هستش، الان طلا روی 2030 داریم، مقاومت بسیار مهمی هست، از اون طرف برای دلار 103.900 رو داریم که حمایت مهم دلار هستش، قبلا در موردش بسیار صحبت کردیم و بارها بارها از این عدد ما دلار رو خریداری کردیم
و برای شاخص هم به همین صورته. شاخص هم یک روند ریزشی رو تقریبا از اواسط هفته گذشته شروع کردن، ما هم همراهش بودیم. برای داو جونز یک نقطه زنی خیلی 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 جذابی دیروز اتفاق افتاد. در این بالا اومدم من تحلیلی که براتون انجام دادم برای شما دو تا منطقه سل اعلام کردم، محدوده 654 و بعد هم 690. خیلی جذاب ریخت. من سه تا اوردر اینجا گذاشته بودم توی این مسیر، فقط یه لحظه گوشی ما نگاه کردم اینجاها بود قیمت داشت نوسان میکرد، گفتم چقدر قشنگ ریزش کرد و اصلا هم اذیت نکرد، اوردرها رو فعال کرد و شارپ قیمت اومد به سمت پایین. الان هم نظرم برای داو جونز این هستش که خب ما هنوز تغییر روند رو از ریزشی به سعودی نداریم و خریدهایی که مثلا این لگ سعودی که زد داو جونز رفت به سمت بالا، خب توی 5 دقیقه همزمان با مارکت میشد متوجه شد و تریدش کرد، تقریبا از حدود 558 کاری نداره به گذشته و فعلا این ریزش میتونه ادامه دار باشه تا حدود 38200. موقعیت های خرید هنوز تغییر ساختار توی تایم فریم 1400 نداره که ما مثلا بگیریم تا 700 بگیریم تا 835 و فعلا موقعیت های فروشش میتونه سریعتر به ما تارگت بده. 4 ساعت هم این لگ ریزشی که اتفاق افتاده خب این یه مقدار ضعیف شده. ما روز دوشنبه کامل داو جونز رو براتون توضیح دادم که داو جونز مسیرش چیه، سل هایی که با هم دیگه گرفتیم، خرید های موقتی که انجام دادیم. امروز هم بخوام داو جونز رو ترید کنم، خب محدوده مقاومتی این قسمت رو داشتیم، قیمت داره میاد به سمت پایین. برای ریزش بیشتر داو جونز احتیاج دارم کفی که ساخته 38500 شکسته بشه، بعد میتونیم به اندازه 100 تا دقیقا بریم تا 420 اینجاها، حتی بیشتر بزنیم. ما اینجا کفمون 500، اینجا هم سقفمون 650 تا 350 ریزش رو داشته باشیم، یعنی تا این قسمت که فکر کنم حمایت خوبی رو هم این محدوده داریم، دقیقا 370 تا 350 این ریزش ادامه دار باشه. و برای خریدش لازم دارم که تغییر ساختار داشته باشم. الان این لگ ریزشی که داره اتفاق میفته، ما در قدم اول میام تشخیص بدیم که خب این ترند ما ترند چه تایم فریمی هستش، که ترندی که شکل گرفته تشکیل شده از تایم فریم روزانه و 4 ساعته که روزانه کندل جمعه رو بس، کندلی که روز جمعه بس و ما از این هفته کاملا سلر بودیم. و چیزی که مهم هستش، مهمترین بحث حمایتی داو جونز محدوده الان دارم داخل دیلی میبینمش. من توی تایم فریم 1 ساعته حمایت 370 رو داشتم، الانم رسیدم به 422، یعنی چند تا عدد هست که میتونم برای خریدهاش اقدام کنم، 422 370 که مشخص کردم که اگر تاییدیه ببینم تو تایم فریم 5 دقیقه ریسک میکنم برای خریدش. و از تایم فریم روزانه میرم تایم فریم 4 ساعته. چیزی که این قسمت رو دقت داشته باشیم، با این کندل شکسته، این کندل قرمز رنگ اومده زیر عدد 38591 کلوز کندل داده و دیروزم بهتون گفتم تا زمانی که این کندل 4 ساعته پا بر جا هستش، من تموم بالا اومدنهای داو جونز رو سل میزنم و بهترین نقطه سل هم زمانیه که خب 100% اصلاح مثبت داشته، از عدد 623 بالاتر ما میتونیم نسبت به تحلیل زمانی فروشنده باشیم. این لگ رو که در نظر داشته باشم، ببینیم ما الان این تقریبا چقدره، بذاریم من شیفت رو بگیرم از اینجا، انقدر ما ریزش رو داشتیم کافیه که این روی من گفتم چقدر صاف کشیده شد، یه لحظه ببرمش روی قلم، طور نیست، اینم اوکی، با همینم کارم را میفته. این کف شکسته بشه داره به من تارگیت 370 رو میده. 1 ساعت و 30 دقیقه دیگه اگر زیر این قسمت ببنده، 4 ساعته فعلا نافعلا من نمیتونم الان روی این قیمت ها داو جونز رو فروشنده باشم. دو تا کجاها برای سلش در نظر دارم قبل از اینکه اینطوری بهتون میگم، قبل از حدود ساعت های 8 که دیگه مارکت وارد جو فدرال رزرو میشه، میام نقاط مهم این قسمت رو مشخص می‌کنم. یکی از اعدادی که می‌دونید در حالا سبکای مثلا ICT، حالا سبکای پرایس اکشن، همه این سبکا واقعا پرایس اکشن هستش و اسمای مختلفی دادن اساتید بهش. ما یه قیمت مهمی که امروز برای داو جونز دارم و زیر نظر میتونم بگیرم برای یه مقاومت و فروشنده باشم، قیمتی هست اینجا رنگش هم قرمز کنم، میشه 561. 561
قیمت مهمیه و فعلا نمیتونم فروشنده داپشنز باشم تا 4 ساعته کلوز کندل بده بعد بخوام ریس کنم تا 370 بفروشمش و فعلا هم خرید نمیگیرم. خرید گرفتنم زمانی که مثلا ببینی الان چند تا شادو زد، 1 2 3 4 5 اینم شادو بشه بیاد بالای 500 ببنده، اینجا رو دقت کنید 500 ببنده، من میرم تو تایم فریم 5 دقیقه میبینم. حالا بفرمایید آرزو. خواهش میکنم. دوستان، داده‌ای که الان منتشر میشه برای دلار کانادا، شاخص فروش خانه های موجود به ضرر دلار کانادا منتشر شد و منفی 0.1% میتونه که فشار فروش روی نفت هم دوستان داشته باشه. ما در همین لحظه هم شروع سخنرانی آقای تونی گراول از بانک مرکزی کانادا رو هم داریم که صحبت هایشون هم میتونه که تاثیرگذار روی شاخص دلار کانادا باشه. من معذرت میخوام از شما، بفرمایید. خواهش میکنم آرزوی عزیز، مرسی که سریع به ما داده ها رو میگیم و اثرش رو هم روی بازار میفهمه. خدمتتون عرض کنم برای داو جونز شرطش رو گفتم، پس اگر توی این 4 ساعت نتونست ببنده من میام توی 5 دقیقه. اگر ساختار خریدی دیدم، مثل دیروز که نزدک رو ثانیه شماری کردیم و گفتیم الان نزدک خرید داره و 1 دلار هم منفی نشد و 100 دلار نزدک از اونجا رشد داشت، فعلا معامله نمیبینم روی داو جونز. نکات مهمی که خودم بهش و برام مهم هست رو با شما به اشتراک گذاشتم، محدوده حمایتی و مقاومتی و چیزهایی که از نظر زمانی بهش توجه میکنم و فعلا هم تو تایم فریم پایین چیزی نمیبینم. طولانی صحبت نمیکنم، داو جونز رو براتون تحلیل کردم. شما صحبتی دارین فاطمه جان؟ خب آقا رضا، شما صحبتی دارین؟ بریم به سمت علی و خانم آرزو. خیلی هم عالی، مرسی. من تحلیل کنم، ایشان شروع میکنین؟ سلام نکرد. سلام از همه دوستان، مرسی از همه دوستان بابت تحلیل جذاب. بریم با آرسا بابت تحلیل خیلی خوب. فکر کنم نقره هم یواش یواش موقعیت هایی میخواد بدم. دقیقا ناحیه رو دادیم توی تحلیل های اتفاقا امروز کافه، میگم کافه توی کانال گفتم که نقره یه برگشت داشته باشه به محدودهی که اینجا داریم، میتونه بای های خوبی داشته باشه اگه تاییدیه بده. خب نکته که وجود داره در حال حاضر با یه اختلاف خیلی جزئی، اگه ناحیه اوردر بلاک من بدون بهینه شده رسمانم کاملا ورود داشته، ولی اگر اون عددی که دقیقا مد نظر داشتم و مد نظر بگیرم، یه اختلاف جزئی یه ریاکشنی به سمت بالا نشون داده و این هست براش. بریم سریع بیت کوین رو ببینیم. بیت کوین تایم فریم روزانه، نکته‌ای که براش وجود داره بعد بهش توجه داشته باشیم، وجود شادو بالای محدوده 53000 هستش که خب ما داشتیم روی چارت و به ثبت رسید. تایم فریم های کوچیک رو ببینیم. دیروز اول لایو چت خاطرتون باشه در مورد این حرف زدم که بیت کوین میتونه یک لگی به سمت بالا داشته باشه و بعد ریزشش استارت بخوره، که دقیقاً بعد از صحبت هامون توی فکر کنم یک دور چرخش این رو روی چارت دیدیم و ریزش از اونجا استارت شد. در حال حاضر برای بیت کوین ما یک عدد داریم، عدد 50757 که اگر شکسته بشه این عدد و تثبیت داشته باشیم، میتونه که بیت کوین تا 49000 و 48863 به سمت پایین حرکت داشته باشه. به خاطر اینکه ما این لگی هم که داریم، لگ نزولی اصلاح قیمت، لگ نزولی بعدی کف رو هم زده، فاز اصلاح رو بده، میتونه که لگ بعدی رو به ثبت برسونه و این عدد برای من شکسته بشه و اون تارگت هایی که نه تنها دیروز و حالا امروز توی کانال، بلکه میتونم بگم روزهای گذشته هم عدد 49000 رو داشتیم و بهش اشاره کردیم. این از این. بریم دامیننس تتر رو ببینیم. دامیننس تتر شکستی نسبت به عدد 5% داشت و برگشت رو تونسته تا الان تجربه بکنه. نکته‌ای که براش وجود داره همین محدوده 5.20 هستش که درگیرش هست و خب میتونه ریاکشن براش ایجاد بکنه، ولی در نهایت دامیننس تتر هم تا 5.26 میتونه که به سمت بالا حرکتش رو داشته باشه. این از این. بریم یه سری از ارزها رو بررسی بکنیم. فانتوم و ماتیک رو ببینیم. اول از همه من تایم فریم روزانه چارتش رو بیارم برای شما. نکته‌ای که برای ماتیک وجود داره، ما تایم فریم های روزانه اگر بخوایم این ارز رو بررسی بکنیم، یک روند ریزشی رو داشتیم از اعداد 1.56 شک گرفته، ریزش استارت خورده رو اعداد 50 سنت. شما ببینید چه ریزش عظیمی رو داشته تایم فریم روزانه. این حرکت دیگه متوقف شده و ما در فازهای روزانه
در تایم فریم های روزانه بعد از زده شدن سقف 89 تونستیم این تغییر فاز و تغییر روند رو برای ارز متیک شاهد باشیم و ببینیم و روند صعودی باشه. با توجه به اینکه این برگشت قیمت رو داشته، در حال حاضر میتونه یک نوساناتی بکنه، یک برگشتی رو تو تایم فریم های روزانه پولبکی رو داشته باشه. بذار اینطوری بهتون بگم، روند در حال حاضر برای ما صعودی هستش برای متیک، اما در حال حاضر در محدوده و عددی قرار داره، عدد 95 سنت که احتمال اصلاح براش وجود داره تا عدد 86 سنت، 80 سنت و حتی 70 سنت و از اونجا به سمت بالا حرکت بکنه. یعنی اگه شما فاز رو تایم فریم کوچیک‌تر بکنید، اینو میتونید به وضوح روی چارت ببینید. حالا تایم فریم رو کوچیک‌تر می‌کنید و بررسیش می‌کنید. پس احتمال پول بک و دادن نقطه ورود خوب به ما برای این ارز وجود داره. من تایم فریم کوچیک‌تر می‌کنم. تایم فریم 4 ساعته، موجی که باید مد نظر بگیرم برای پوزیشن گرفتن دو تا موج اصلی. یه موجی که از عدد 50 سنت چک گرفته تا عدد 1.1 دلار این، و یه موج دیگه‌ای که داریم از اعداد 70 سنت تا سقف دوباره 1 دلار. این موج رو اگر بخوام بررسی کنم، کفه برام زده شده، یه ناحیه اوردر بلاک بهم میده، من این رو پاک میکنم، این سبز اینجا رو، چون ناحیه قدیمیه، کار خودش رو انجام داده، چون نواحی من وقتی رسم میکنم از سمت راست ادامه دار روی چارت من ثبت میشه، برای همین خیلی از این نواحی‌ها مال خیلی قبل مارکته. و این ناحیه اوردر بلاکی که داریم میبینیم، یک دور ورود ریزش مارکت، دوباره ورود و ریزش مارکت برای شک گرفته رو عدد 1 دلار رو بودن 0.27. تایم فریم باز یک ساعته میکنم. تو تایم فریم های یک ساعته هم این روند دومیه باز به من سیگنال سر رو میده، اما کجا میتونم سلش کنم؟ من در حال حاضر اینجایی که قیمت داره نوسان میکنه سلش نمیکنم. امیدوار هستم که قیمت یک پولبکی رو به من بده به اعداد 98 سنت و حدوداً 1 دلار که اونجاها بتونم رو نقطه ورود قشنگتری برای معاملات سل اقدام بکنم. هرچند از همینجا هم به راحتی میتونه ریزشش استارت بخوره، ولی خب استاپ خیلی خوبی رو به من نمیده. مسلماً استاپ من به شکلی هستش که میتونه اذیتم بکنه. پس این تحلیل متیک به طور کامل، FTM رو ببینیم. فانتوم تایم فریم روزانه، نکته‌ای که براش وجود داره، این ارز تحلیلش رو داریم بارها دیگه. من یه عدد دارم رو چارتم، می‌بینید خیلی هم باش فاصله داریم. حالا شاید سوال بشه براتون چرا این عدد هست اصلا اینجا و خب من چرا انقدر با فاصله گذاشتمش. عددیه که ارزنده است، هر موقع چارت به این عدد برسه من این رو دارم و زیر نظرش میگیرم برای اینکه بتونه به من موقعیت بده. ولی در کل روندی که داریم، یه لگ سعودی اصلاح قیمت، لگ سعودی بعدی رو داره میزنه. این موجی که مد نظر داشتم حدوداً میتونم بگم 45-50% رو اصلاح داده و این رونده میتونه از اینجا یه مقدار وارد فاز اصلاحی بشه. ولی همینجا که داریم با هم صحبت میکنیم، یه نقطه ورود خیلی ریسکی، توجه داشته باشین، خیلی ریسکی براش دارم رو همین محدوده 39 که داریم. بذاریم من بندازم PNL رو. اگر اینجا تاییدیه هنوز نداده، تایم فریم 15 دقیقه میکنیم و یک ساعت ببینیم تاییدیه داده یا نه. با یه استاپ 3% و یه تارگت 8-9% میتونیم که موقعیت های بای رو برای عرض FTM داشته باشیم، فانتوم داشته باشیم. من تایم فریم رو یه دقیقه یک ساعته بکنم. کندل تاییدیه یک ساعته نداریم، همش دوجیه. این محدوده رو من میتونم بهینه کنم برای تایم فریم یک ساعته، همچین چیزی رو داشته باشم که بعد نقطه ورودم باید بیاد اینجا، استاپم به این شکل میشه، تایم فریم رو باز کوچیک‌تر میکنم، 15 دقیقه هم تاییدیه ندارم، تاییدیه بده اینو دارم تو واچ لیستم. فانتوم رو امروز میتونیم ازش موقعیت بگیریم به نظرم. بریم با آقا علی دور بعد عرضه دیگر تحلیل میکنیم، بفهمیم. خب مرسی، خسته نباشید. من یه دونه سل طلا داشتم، چرا صدام گرفت؟ یک دو سازمانش میشم. سل طلا من بستم، داریم هیستوری نگاه میکنیم. با اینکه هنوز به ریزش‌های طلا یه جورایی فکر می‌کنم، جایی است که بالاخره یه ناحیه عرضه است و بی‌اعتبار نشده، اتفاقا نقدینگی هم جمع شده، همه رو معکوس زده تو 30 دقیقه، احتمال ریزشش خیلی زیاده به نظر من. و اینجا بای، حالا درسته یکم بایر هم هست از اون پایین، ولی خب رو ناحیه عرضه بای زدن، مگر اینکه اسکلپی چند دلار میره بالا سعی ببندیم، یکم ریسکی سلش بیشتر مقدوره. ولی شاخص دلار یکم نگرانم کرده برای سل‌های طلا، بن یکم رو به ریزش. من از اینجا روی سل شاخص دلار بودم، به نظرم میتونه تا اینجا بیاد بعد بره بالا. میتونه رنج باشه مارکت فعلا، چون داده خاصی هم نداریم و توی واچ لیست من سل شاخص دلار رو گذاشته بودم
که تقریبا خوب اومده پایین و سلام رفت دیگه یواش یواش. و عرضم به خدمتتون این که NZUSD هم سلش رو اعلام کرده بودم. الان نگاه میکنم خوب تاییدیه سل داره میشه. در حد یه 15 پیپ هم ریخته از همون لحظه. و اتفاقا جالب اینه که هم NZUSD رو من سل اعلام کردم، هم شاخص دلار رو گفتم کوتاه مدت میتونه سل بده. با اینکه برعکس همن، یعنی برای اینکه شما NZUSD تون بره برای تارگت های پایین و سل خوبی داشته باشه، بایستی شاخص دلار بره بالا اتفاقا. و موقعی که هم NZUSD به سمت پایین حرکت میکنه ولی شاخص دلار هم به سمت پایین حرکت میکنه، این نشون میده که یواش یواش اگر شاخص دلار به اون جایی که اون بیسی که مد نظرم هست اینجا رو ببینید، اگر به اینجا برسه و شروع کنه به سمت بالا حرکت کردن، NZUSD دیگه شدید ریزش میکنه. پس داره بهم نشون میده که NZUSD میتونه خیلی سلر باشه. اتفاقا طبق استراتژیم کاملا موم به موم سلو داده. ببینید سونگار شکونده، یک نایه ارزه پرقدرت تست کرده، پول بک همه رو معکوس، سل داره دیگه. NZUSD سل به نظرم با ویرایت خیلی خوب سل. چند بار تکرار میکنم، اما استاپ امنش اینجاست. چند پیپ میشه استاپش؟ از همین جایی که الان هست تا بالای ناحیه حدود 30 پیپ استاپشه. 30 پیپ میتونه استاپ باشه. تارگتش هم مثلا بذاریم فعلا اینجا 45 پیپ، یه آربار 1.5 میده بد نیست، چون به نظرم با وینریت خوبی به سمت پایین حرکت کنه. اینجا هم تارگت گذاریم بر اساس این ناحیه تقاضای 30 دقیقه است. اسمش هم بذارم و بزنم اصلا پوزیشن هم ست کنم و حالا ببینیم چی میشه دیگه. ولی مراقب باشین دوستان دیگه، قرار نیست با این پوزیشن خیلی پول در بیاریم، داستان نشه. این هست یه همچین پوزیشنی رو میتونیم که داشته باشیم برای NZUSD. من رو PNF سلش رو زدم، طلا رو نگاه کنم، طلا هم روی سلش میتونم باز دوباره اقدام کنم اگر 15 دقیقه رو همه رو معکوس ببنده. 3 دقیقه 4 دقیقه دیگه مونده. این کندل هم خوب ببنده به نظرم میتونه یه ریزش های حداقل اسکلپی تا 23-24 باز دوباره داشته باشه. یواش یواش شاخص دلار هم به سمت بالا میتونه حرکت کنه، چرا که تقریبا تو 5 دقیقه اومده دقیقاً. ببینید این دیمند رو تست کرده، اتفاقا دو تا حالت همر زده و شاخص دلار هم یواش یواش میتونه از همینجا بالا بره که هم طلا بریزه هم NZUSD بریزه. و نقره هم سل خیلی خوبی و یواش یواش میتونه که بده اینجا. ببینید اینجا نایه تقاضا است، این کفی که زده شده اتفاقا اومده روش یکم گیر کرده به سمت پایین. پس نقره هم اسکلپ های سل رو میتونه داشته باشه. به نظرم مارکت کلا میتونه سل داشته باشه. حالا درسته من نزدک و بای زدم، اون بحث شکم فرق میکنه. برم نگاهش کنم ببینم اوضاع چجوریه. اینم از این، پس نقره هم رو به پایین میبینم فعلا یکم. ممکنه همه سناریوها با شاخص دلار تغییر پیدا کنه. اگر شاخص دلار شروع کنه به ریزش دوباره، همه اینا کنسل میشن و حالا اگه تو سود باشه سریع سیو سود میکنم. این چی میگن؟ سریع مدیریت میکنم. این نیست که حتما پایبند بمونم به استاپ و تارگت. یه جایی با شاخص دلار که حرکتش برای من عوض بشه، سناریوهایی که توی ذهنم چیدم عوض بخواد بشه، سریع آیتما رو نگاه میکنم. رو ذره کم باشه میبندم، رو سودم باشه سیو سود میکنم. معمولا احتمالاً روی سود دیگه، چون روند داره درست میره فعلا روی سود میره. یه جایی خواست برگرده سریع سیو سود میکنم، اصلا ریسک نمیکنم که استاپم الکی زده بشه. پول موف مارکت الکی نمیدیم. نزدک این لحظه نگاه کنم، آها نزدکم خوب داره میره بالا. نزدکم پس روی سود و کلا بر وفق مراده. امروز خیلی برای ترید برام مشخص نیست، چرا که شاخص دلار یه جایی که یه حالیه. ببینید اینجا نایه عرضه داشت ریزشش انجام داد ولی پشت سرش پایینش دقیقا همینجا که داریم حرف میزنیم یه نایه تقاضا، یعنی نواحی عرضه و تقاضا یکم نزدیک همن و همینجور میتونه رنج باشه. شاید خیلی ریزش های شدید آنچنان نداریم، مارکت شاید اونقدر حرکت نداشته باشه، رنج. و اتفاقا مارکت رنج اگر با استراتژی که جدید کار میکنم با حجم بالا ولی همینجوری سری سری به سود و رنج های مختلفو بگیرم بد نیست. و به این شکل امیدوارم که روز خوب سپری کنید، با احتیاط ترید کنید. کامل میتونه مارکت برعکس، الان مثلا نقره به سلش فکر میکردم نگرفتم سل نقره رو، پی ان ال دارید میبینید سل طلا رو زدم که اتفاقا اونم رفت بالا، الان کاملا گرفته همشون بایر شدن به سمت بالا. گفتم این اگر همه رو معکوس شد، نقره رو داشتم میگفتم همه رو معکوس بشه سلش رو میذارم که اصلا رفت بالا و فعلا کنسل. شاخص دلار پر احتمالاً شاخص دلار آره اونم شروع کرده یکم ریزش. یه حالیه مارکت، فعلا صبر میکنیم. اونایی هم که بازن که بازن، ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا خیلی روند برام تغییر پیدا نکرد، چرا که هنوز رونای تقاضاش اینجا فیل بشه دیگه میبندمشون. بریم سراغ علیرضا. مرسی، ممنون. خب خاتون جان، طلا هنوز 3900 چیزی آره، هنوز توی این ناحیه عرضه هستش، خیلی
دیگه واکنش جذابی نداشته. حدود 20 پیپ که البته گفتم این ناحیه عرضه همچنان شکسته نشده، همچنان هستش، میتونه یه بار یه مومنتوم شکل بگیره، ولی الان مثلا تایپر 15 دقیقه رو اگر ببینیم 30 ثانیه دیگه بسته میشه، دوباره داره میره کندل قبل خودش رو که ریزشی بود اینگالف کنه. دلیلش هم اینه که توی 1 ساعت و 4 ساعته، 4 ساعت هم اگر با هم ببینیم، 1 ساعت رو اول لایو دیدیم اینجا سقف داشتیم، دیروز شک گرفت حدود 2030 و اومد اینجا شکستش با این کندل سبز رنگ، یعنی یه صف بالاتر رو ثبت کرد. به خاطر هم آها نکته مهمتر اینجا، این نکته رو دیروز گفته بودم ولی یادم نبود که اینجا نبودم. اینجا یک هیستوری الان یادم افتاد. اینجا توی هیستوری ما یه دونه در واقع سقف مهم بود که کلوز بالاش اصلا دیروز ثبت شد. به خاطر همین دیروزم من خودم روی ایناهی سن میگرفتم از 2028 تارگت هم 2026-2025 در نهایت 2023 بود و اتفاقا دقیقا هم از تارگت 3 حرکتش رو کرد به سمت بالا، ولی دلیلش که خیلی با احتیاط سیل می گرفتم و به صورت اسکلپی هم 20 پیپ سیو سود می کردم به صورت تارگت های 1-2-3 این بود که اینجا دیدم دیگه دیروز این موضوع که نسبت به این کلوز بالاتر ثبت شده، یعنی اومده شکستتش رو 4 ساعته نیومده کندل شادو بشه ریجکت شه بیاد به سمت پایین ناحیه. خیلی نکته مهمی بودش که توی تایم فریم 4 ساعته دیروز هم داشتیم، یعنی دیروز نسبت به این صف کلوز بالاتر رو دیدیم، الان هم با این کندل 4 ساعته اومده شکسته یه صف بالاتر ثبت کرده. حالا چه زمانی میتونیم انتظار یک ریزش خوب با تارگت خوب داشته باشیم؟ عرض کردم زمانی که اینجا کف حدود 2024-500 این گالفش شکسته بشه، اون وقت توی پول بک ها میتونیم با درصد برد بالاتر یک موقعیت های سری رو بگیریم، حتی تارگت های بیشتری رو هم میتونیم ازش بگیریم که فعلا اتفاق نیفتاده و یه حمایت ساخته شده دقیقا از سقف این کندل حمایتی 2026 امروز حرکت کرد به سمت بالا. اتفاقا روی 2026 امروز یه بای گرفتم ولی زود بستم، روی 2028 بستم ولی رفت دیگه دوباره تا حدود 2032 رفت به سمت بالا. و خب چون یه جوری الان ناحیه حمایتی که ساخته شده دقیقا نزدیک ناحیه عرضه ما هستش برای طلا و به خاطر همین خیلی الان موضوع مهمه که ما بای میگیریم به موقع سیو سودمون رو داشته باشیم، سلم میگیریم به موقع سیو سودمون رو داشته باشیم. مثلا دوباره یه ریزش خوبی رو از حدود 2031-600 داشت، حدود 30 پیپ 40 پیپ ریزش کردن، خب جای واقعا مناسب سیو سودش رو رسید، چون دقیقا تو تایم 5 دقیقه اینجا کفی که شک گرفته رو میبینیم روی چارت. این از چارت طلا. بریم روی چارت نقره. من تایم فریم 15 دقیقه رو بیارم. اینجا که سقف ما بود که نتونسته ازش بگذره، فعلا دقیقا توی یک تریدینگ رنجی داره نوسان میکنه نو و بیشتر میشه همون روی سقف و کفش معاملات اسکلپ رو داشت که حالا حتما لازمه که جایی وارد بشیم، چون دقیقا توی یک تریدینگ رنج حرکت کرده، یک سقف و کفی رو شکل داده. مثلا به سقف این تریدینگ رنج که الان داریم اینجا یک بار، دو بار، سه بار، چهار، پنج خیلی برخورد داشته دیگه. البته من الان توی تایم پایینم ولی دقیقا سقفی ساخته که تعداد برخورد بهش زیاد بوده. چه جالب، نوه یه بار خودشون اومد و به خاطر همین اگه این سقف رو به سمت بالا بشکنه میتونه تارگت های بالاتر رو ببینه. گفته بودم خدمتتون از طرفی شکست کف هم به ما نشون میده که میتونه فشار فروشی ایجاد بشه برای نقره. ولی یه نکته رو راجع به نقره میخوام بهتون بگم، توی تایم فریم های بالاتر مثل روزانه هفتگی، مثلا من روزانه رو بیارم نمی رایت کنم، اینجا توی تایم فریم روزانه اومد این سقف هیستوری اخیر رو شکست و طبق چارت یک جایی هستش حدود 22700 اگر برسه که ارزش ورود رو میتونه داشته باشه، یعنی اینجا. و به خاطر همین اگر که برسه و من تایید ببینم موقعیت های باج رو میگیرم، ولی خب استاپم رو هم حتما
بهش پایبند میمونم. ولی خب این نکته که باید برای نقره بدونیم توی تایم دیلی فعلا از این مقاومت اخیر شکل کلوزی رو بالا ثبت کرده، یعنی دقیقا 3 بار از این مقاومت توی تایم دیلی ریزش کرده و در نهایت با این حرکت سمت بالا اون رو شکونده، به خاطر همین رسید به ناحیه‌های تقاضامون رو در واقع تایید دیدیم میتونیم که وارد موقعیت های خرید بشیم. برای موقعیت های فروش بذارید نواحی رو بیارم، من تایم فریم 1 ساعته رو میارم. خب ما اینجا یک ناحیه داشتیم ولی که ازش ریزش خوبی رو هم داشته، ناحیه بعدی که تا حالا تاش نشده. نکته ای که هستش ما این ناحیه رو بارها تاشش رو داشتیم ولی این ناحیه که از حدود 23660 تا حدود 23730 هستش تا حالا تاش نشده، یعنی اگر برگرده بعد از یه مدتی برمیگرده. حالا چرا مهم هستش؟ چون بعد از این کندلی که من کشتم توی 1 ساعته کف شکسته شده، به خاطر میتونه مهم باشه. این از نقره. یه سری ارزهای شما برای من فرستادین که در ادامه اونا رو حتما تحلیل میکنم، ولی فعلا بریم شاخص دلار رو با هم ببینیم. برای کسانی که روی جفت ارزها هم کار میکنن، آره امروز ما باید فارکس هم تحلیل کنیم، تحلیل میکنیم. از شاخص دلار شروع میکنم. از شاخص دلار که شروع میکنم، از شما هم خواهش میکنم که یورو یوستی رو بعد از من بگیم. شاخص دلار رو اگه یادتون باشه اینجا میبینیم که یک شادوی زد، ناحیه حمایتی بود که روی چارت داشتیم. مثلا واقعا توی تحلیل های این هفته با همین ناحیه رو کشیدیم، خیلی خوب ازش حرکتی رو داشته به سمت بالا. اما نکته که هستش به این ناحیه شکست که حدود 104 150 200 هستش، داره ریاکشن ریزشی میده همونطور که میبینین. و نکته که هستش اینجا یک حمایتی ساخته، یعنی به صورت یک ترند میبینیم که حرکت کرده به سمت بالا. اگر برسه اینجا یه عرضه مهم داره که از حدود 104-330 هست تا حدود 104-400. اگه دقت کنین اینجا بعد از کندل رنج، رنجی که ساخته، این کف ها رو شکسته. اینجا با شادو یه کفی شکل گرفته بود که قیمت اینجا هم دیگه آخرین بار شادو زد رفت بالا و بعد از این حرکت شکستش، که این اولین مقاومتی هستش که سر راه دلاره اگر که بهش برسه. ولی من تا فرم 4 ساعته رو بیارم. آخه یه نکته مهم داریم برای شاخص دلار. ما این ناحیه رو اصلا چجوری رسم کردیم بهتون نشون بدم اگر نبودین. اینجا یک سقف تریدینگ رنج داشتیم، چقدر برخورد کرده بود قیمت بهش، اینجا به سمت بالا شکسته شد و الان بعد از مدت‌ها برای اولین بار بهش برگشت، یعنی اولین برخورد رو بهش داشتیم و حرکت خوبی رو هم به سمت بالا داشته. پس از یک ناحیه 4 ساعته، یک ناحیه شکست 4 ساعته شروع کرده به سمت حرکت به سمت بالا. ولی یه نکته ای رو هم هستش که منشأ حرکت این در واقع شکست، یعنی کندل منشأ حرکت رو ندیده قیمت و اگر که شکسته بشه این ناحیه حداقل میتونه تا حدود 102-800-103 ریزش رو داشته باشه شاخص دلار. ولی فعلا اینجا یک ناحیه شکست مهم داریم که قیمت رو حفظ کرده. اولین مقاومتی هم که سرراشه اینجا توی 4 ساعت هم دقیقا کندلش رو داریم. چارت رو بزرگ کنم که دقیق ببینین این کندل قرمز رنگ یک مقاومتی هستش که فعلا سر راه هست. بعد از اون اینجا حدود 104-650 رو داریم و در نهایت این کندل منشأ حرکت ریزشی که از این ناحیه‌ای که روی چارت داشتیم شکل گرفته. این از این موضوع. تایم پایین تر رو هم ببینیم با هم، تایم فریم 15 دقیقه. اتفاقی که توی تایم فریم 15 دقیقه افتاده، نکته مهمش چیه؟ ما اینجا اومدیم بعد از این سقف یک ریزشی رو داشتیم، یک کفسازی شکل گرفته و الان توی 15 دقیقه اومده بالای این سقف کلوز داشته. نکته مهمش چیه؟ اینجا منشأ حرکتشه که از حدود 103-960. البته ما این کندل هم میتونیم بگیریم دیگه، سقفش حدود 104 که منشأ این حرکتیه که این سقف رو شکسته. هرچند خب این کف اصلیه دیگه، ما اینجا دوباره رنجا رو میبینیم که بعد از این کندل دقیقا رفته. یعنی میخوام بگم اینجا دیگه حدود 103-904 یک حمایت شکل داده که میتونه برگرده بهش و دوباره حرکتی داشته باشه به سمت بالا. ولی
از طرفی هم مهمه دیگه، چون اینجا اومد بالای این قسمت کلوز رو داشت، اگه شکسته بشه ما حداقل تا این ناحیه میتونیم ریزش رو برای شاخص دلار داشته باشیم و بعد ببینیم که حمایت میشه یا میره برای ناحیه بعدی که کفش چنده، حدود 103-600. این هم از نکات مهمی که برای شاخص دلار داشتیم. دیگه یورو دلار هم که الان علیرضا جان میگه دیگه، اگه ارز فارکس هم درخواست داشتین برمون بنویسین که براتون تحلیل کنیم. بفرمایید. بسیار عالی، مرسی فاطمه جان. فاطمه، من الان طلا با اینکه رو سخت و سختشه، خب یعنی توی ارزشه، این یک ساعته ساعتی یک که قیم کندل بسته شده با بادی هم بوده، این کندل رو دارم میگم، خیلی بخوام اگر در واقع من طلا خریدار باشم، کار منطقیش اینه که صبر کنم یک ساعت بالای 3700 ببنده، از 3700 میتونم به تارگت های 33600 37900 خریدار طلا باشم. دوستان اینو توجه داشته باشین که میتونه این حرکت مثلا ادامه دار باشه به اندازه حالا این لگی که داشتیم، طبعا منطقیش حساب کنم از 26 رفته تا 31.5 دلار، از 31.5 دلار فکر کنم 36 رو راحت بده. من یه مقدار زودتر وارد شدم که اگر روی حدود تقریبا 28500 توی این اصلاح قیمت ریسک کردم واسش، که اگر یک ساعته بخواد زیر عدد 28 بسته بشه خارج میشم تا دوباره مومنتوم خوب صعودی رو ببینم، بعد بخوام ریسک کنم برای خریدش. این 4 دقیقه آخرم مهمه و کلن امروز مارکت احتمالا رنج خواهد بود، حالا شاید مارکت آمریکا باز بشه ساعت 5:30 یه مقدار حرکت های بهتر رو داشته باشیم، ولی در کل رنج هستش و منتظر مارکت دیگه ببینه چه اتفاقی قرار شب بیفته و شب نوسان بیشتری خواهیم داشت. خدمتتون برای دلار، خب فاطمه جان گفتم، من هم یه عدد 103900 دارم که کلن دیگه دو هفته است داریم روش ترید میکنیم که زیر این عدد موقعیت های خرید میبینیم خریدش رو میگیریم و تا زمانی که دیلی زیر 103900 ببنده، وقتی که بس کلن فروشنده دلار خواهیم شد. و برای شاخص ها داو جونز رو که نظرم خدمتتون گفتم که به چه صورت نگاه میکنم بهش، برای این نزدک هم الان در تایم فریم یک ساعته این کف رو شکسته، من تو تایم فریم پنج دقیقه یک موقعیت خرید رو دیدم، ریسک کردم برای خریدش، ولی وقتی حالا کندل داره اینطوری زده میشه ترجیح دادم که حجم رو کم کنم و شاید هم مثلا ببندمش و خب الان بر اساس اینجا استاپ خوبی میده برای 5 دقیقه، تمام با استاپ 22 و 40-20 دلار استاپه، ولی ریوارد 1.60 یعنی 1:1 رو تقریبا داره میده. بهتر چیه برای خرید نزدک؟ چه کاری قراره انجام بدم و دیدگاه هم چی هست که قرار باشه خریدار نزدک باشم؟ اجازه میدم این یک ساعت آخری که این یک ساعته، یعنی تا زمانی که این قرمز هست نزدک میتونه بریزه و از نظر عرض تقاضا عددهایی که دارم 351, 249 و 157 هست که بخوام خلاف این روند ریزشی که شکل گرفته نزدک رو دنبال موقعیت خریدش باشم. و اگه قرار باشه پرایس اکشنی دنبال خریدش باشم، مثلا اگر بیاد یک ساعته بالای 472 ببنده، من تو دل کندل برگشته به سمت پایین میتونم خریداری کنم تا حدود 520 و بعد هم برخوردش به خط امتیارش که بسیار مهم هستش. و فعلا شاخص ها نظارگر هستن، مگر اینکه حالا یه دقیقه 5 دقیقه سری یکم تغییرات تو پرایس اکشنش اتفاق بیفته، اما موقعیتی که با شما به اشتراک بذارم فعلا چیزی نمیبینم. و در مورد بیت کوین صحبت کنم، بیت کوین رو ما دیروز تاپش پیشنهاد سل دادیم و نقاطی که حمایتی ما بود یکی 51400-300 بود، این محدوده بود که خیلی از دوستان پیام به من دادن سیف سود کردن، خیلی اینجا دیگه کامل خارج شده بودن و سود خیلی جذابی رو کسب کردن که باعث خوشحالی من هستش. و محدوده بعدی که خدمتتون گفتم تارگت این سل هستش دقیقاً عدد 50644 هستش که دقیقاً بیت کوین حالا اینجا زده به این برخورد که یه مقدار روند مثبت داره. دیدگاه هم در مورد بیت کوین چی هست برای ورودهای مجدد اگر فکر میکنید بهش که بخواید جدید وارد بشین؟ به نظر من صبر کنین امروز کندل دیلیش رو ببنده. اگر کندل دیلی زیر 51600 بود، ما برگشت ها به سمت بالا بیت کوین رو میتونیم فروشنده باشیم به تارگت های حدود 49780 و بعد از اون حدود 48400 این ریزش میتونه ادامه دار باشه. چیزی که به من توی این مسیر کمک میکنه دامیننس تتر هستش که
برم در فروشه کریپتو و بیارمش. ببینید ما الان در تایم فریم 4 ساعته اومدیم بالای عدد در واقع 5.1% که این کندل رو در دامیننس تتر که دارم بهتون نشون میدم اعتبار بسیار قوی داره و شما میتونید همزمان چارتتون رو اینجوری دو تیکه بکنید، دامیننس تتر اینور، بیت کوین این سمت، و حتی آلارم بذارین روی دامیننس تتر. زمانی که دامیننس تتر یکم ریزشی شد اومد تو دل این کندل، یعنی بین محدوده 5.08 تا 5.14، اینجاها ارزش فروش بیت کوین بسیار زیاد هستش. تارگت هاش کجا هست؟ تارگتش اینه که دامیننس تتر افزایش پیدا کنه تا حدود 5.32 و بعد از اون که خط امتیار تتر هستش که میشه 5.5، و بر اساس حتی حرکت میزان در واقع نقدینگی که تو بازار روی تتر هستش و داره نقد میشه، شما بتونید بیت کوین رو هم ترید کنید. که خود چارت بیت کوین هم از یک طرف که بررسی میکنیم، ما در تایم فریم 4 ساعته این قسمت، بذاریم پیداش کنم کندلش رو، اینجاها بود این کندل، اینجا مهمترین عرضه ای که بیت کوین داره و کندل مهم دقیقا این کندل 4 ساعته هستش که شما الان تتر رو ببینید، دوتا کندل 4 ساعته قبلش مهمه، همون اندازه هم میایم توی بیت کوین میبینیم این دوتا کندل مهم هستش. عرضه ای که رسم میکنم برای ورود مجدد سل، بهترین قسمتش 52 تا 52.124 هستش و این قسمت هم تقریبا ما یه لحظه این عدد 51.770 هم بسیار میتونه مهم باشه. در صورت ریاکشن سل میتونیم اقدام کنیم برای یه موقعیت های سل، و دیلیش رو هم که حواستون بهش باشه. آیا الان میتونیم بیت کوین رو خریداری کنیم؟ روی محدوده 50640 موقعیت های خریدش ارزش ریسک داره، ولی برای بلند مدت مثلا بره بیت کوین برای دوباره 52800 یا بره تا 55380، من اجازه میدم این 400 به سمت بالا بشکنه، یعنی بیایم بالای 52200 بعد بیت کوین رو خریداری میکنم، و فعلا ترندش ریزشی شده. این از بیت کوین، و بریم به سراغ ارز درخواستی فاطیما که یورو دلار هستش. برای یورو دلار در تایم فریم روزانه ما یک محدوده حمایت بسیار قوی و بایزون بسیار قوی رو داشتیم که در هفته گذشته به شما پیشنهاد دادم که گفتم یورو دلار اومد اینجا، شما میتونید حتی خرید بلند مدت سوینگ داشته باشین که از حدود 1.070 بود تا 0.6833 که خیلی قشنگ یورو دلار دقیقاً سقفش رو تست کرد و قیمت پرید به سمت بالا، و الان روندش در تایم فریم روزانه تقریبا میشه گفت بای شده و میتونه این حرکت تا حدود 0.8726 ادامه دار باشه. میتونیم آیا بیت کوین رو سل کنیم؟ من گفتم بیت کوین، یورو دلار، قبل اینم گفتم بیت کوین یا نه فقط اولین بار یورو دلار رو فروشنده باشیم، یا بهتر منتظر باشیم اگه مارکت به ما فرصت داد خریدار یورو دلار باشیم؟ یه ناحیه حمایتی خوبی که یورو دلار تشکیل داده تو تایم فریم روزانه براتون مشخصش میکنم، روی بیس دارید میبینید، من این صفحه رو هم براتون بزرگ کنم که محدوده 1.07673 7845 هستش که اینجاها دنبال موقعیتایی میتونیم خرید باشیم. MTR ما هنوز شکسته نشده و همونطور که بهتون گفتم بسیاری از بازارها منتظر صحبت‌های فدرال هستن و خیلی قشنگ انگار همه چیز از قبل نقاشی شده، آماده شده، و ما داریم وقت خودمون تلف می‌کنیم که چقدر قشنگ طلا اونجا گیر کرده، دلار اینجا گیر کرده، یورو دلار گیر کرده، و همه این دوراهیایی که هستش مربوط هست به امشب. و خب دیلی تریدینگ اصلا امروز باید خیلی خیلی با احتیاط ترید کنه، و من خودم شخصا امروز اصلا ترید نمیکنم برای حساب شخصی خودم، چون توی 3 روز گذشته فوق العاده تونستم سود بگیرم و اصلا دوست ندارم که یکی ذره هم ریسک کنم و بخوام ذهنم رو درگیر کنم یک درصدش هم بخواد کم بشه، و چون مارکت توی دورایی هستش، ما هم مدلمون اینطوریه که هر جهتی مارکت رفت باهاش حرکت میکنه. برای یورو دلار پس این حرکت سعودی رو میتونه تا حدود 87 هاشو که خدمت گفتم ادامه بده. بریم دیگه تو تایم فریم 1 ساعته ببینیم چه خبره. خب تو تایم فریم 1 ساعته الان موقعیت خرید بخوام ببینم، خب اوکی این حفظ شده، هنوز شکسته نشده و اینجاها میشد خریدش گرفت، حالا قیمت رفته بالا فایده نداره. برای موقعیت های فروش یورو دلار
اینجا این بیس رو داریم. من دارم برای فروشش میخوام بگردم ببینم نزدیک چیزی داریم برای ترید کردنش. لحظه بریم 4 ساعته. دیدم دست رو دیدم. بذاریم اینو تکمیل کنم. آها با من نیستیم. خدمتتون عرض کنم که در تایم فریم 4 ساعته ما این لگ رو داشتیم، کانال بوده، به اندازه این لگ حرکت کرده و تارگت سلرها رو دقیقاً توی این قسمت داده. واقعا برای سل خوبه یورو دلار این سقفش هست، این محدوده برای سلش خوبه و فعلا من موقعیت فروش رو مناسب نمیدونم. حالا توی اینجاها نه، اینجا یعنی ارزش ریسک فعلا نداره و بخوایم یورو دلار رو خریداری کنیم، اجازه میدم تو تایم فریم 4 ساعته قیمت برگرده به زیر 1.07955 بعد سلش کنم و فعلا ارزش ریسک کردن نداره. این از نظر من هستش. خب این هم از این موضوع. و در نهایت در مورد نفت صحبت کنم. نفتی که دیروز با هم یه بررسیش کردیم، کندل 400 گفتم زیر این قسمت ببنده، برگشته به محدوده 78 صد، ارزش موقعیت سل داره. حمایت ما محدوده 77200 بود که ببینیم بعد از شکست 77200 دقیقاً برگشته به 77200، پول بک زده، یه لگریزش دیگه داشته. خدمتتون دیروز گفتم این کندل زیر اینجا بسته بشه، این حرکت ریزشی تا حدود 75800 ادامه دار خواهد بود و به احتمال زیاد همین اتفاق هم بیفته و ما نفت رو تا این محدوده داشته باشیم. نفت چیزی که تو تایم فریم حالا دیلی تقریبا و هفتگی نگاه میکنیم به من داره نشون میده راه میتونه بعد از یه اصلاحی که حالا هفته آینده شاید این اتفاق بیفته به سمت پایین، محدوده های 75600 تا 73600 به نظرم توی تایم فریم یک ساعته و 4 ساعته تایید خریدی دیدین ارزش ریسک کردن داره، چون میتونه تا حدود 83 دلار حرکت صعودیش رو ادامه بده. چه زمانی این نقص میشه؟ زمانی که ما تو تایم فریم روزانه اینجا دقت داشته باشین، الان این سلش رو تقویت کرده. اوکی یه لحظه من ببینم، به نظرم استاپش هم خوبه، یعنی اگر تا هفته آینده اومد قیمت زیر 75700 تا حدود 74، یعنی یه بیس خودش 150 پیپه موقعیت خرید ارزش ریسک داره، استاپش زمانی میشه که تایم فریم روزانه زیر 74 ببنده و بعد از اون ما خرید نمیگیریم تا دوباره قیمت نفت بیاد بالای 74، بعد باز میتونیم ریسک کنیم تا همون تارگت هایی هم که خدمتون گفتم. و کوتاه مدتش هم الان ما بیس مقاومتی که داریم همین محدود 77200 هستش و حمایتی هم که داریم 76 هست و بعد از اون 75700. این هم از این موضوع. و دیگه چی رو بگم؟ دیگه همه چی گفتم. نزدکم که یه بیس حدود 500-520 برای ورود مجدد سل مناسب میتونه باشه. خب یک دقیقه مقدار این تاییدی که داد در سود هستش. من پیشنهاد میکنم فعلا تا اون کندل یک ساعته پاورجا هستش موقعیت های خریدتون رو حتما سری سود داشته باشیم، مخصوصا الان که داره نزدیک 460 میشه، اولین گیرش 460 و بعد میتونه حالا 460 رو رد کنه تا 490 و بعدم 520 حرکت داشته باشه. این سطح عدد هستش که روی همین عددی که خدمتون گفتم تو تایم فریم 5 دقیقه یکم ضعف روند رو ببینم ریسک میکنم برای سلش. خب خیلی هم عالی، بریم سمت بچه های کریپتو. بفرمایید. خیلی هم عالی، مرسی. بریم سراغ تحلیل ها. قبلش یه دقیقه بی تو ببینیم یه بار دیگه تایم فریم 5 دقیقه. اوکی نوسانات اوکیه. نقره رو یه دور دیگه ببینم، نقره هم اوکیه. روی ناحیه اسکلپی میتونستیم بگیریم ولی دقیق به ناحیه نرسید، نگرفتم هنوز. بریم سراغ ادامه تحلیل. آدا اتریوم خیلی فاندا داره بچه ها، خیلی تحلیلش میکنم. اتریوم هم فانداش هم خدمتتون عرض میکنم. پیج هم حتما دارم با جزئیات تو پیج میذارم، استوری ها رو اگه دوست داشتیم ببینید. اتریوم اتفاقات خوب میتونه برش بیفته. حالا همه علت‌ها رو میگم، پلاش هم میگم خدمتتون. آدا رو ببینیم. آدا رو من دوشنبه با بچهای لایف ترید سلش رو نقطه ورود دادیم، گرفتیم. دیروز توی واچ لیست دوباره نقطه ورود جدید دادم، 64 سنت دوباره اومد موی گرفت و ریخت. تارگت 9% رو هم واسه بچه هایی که واچ لیست رو میبینن داد. حالا که اسم واچ لیست اومد، حتما توی سایت
کافه ترید واچ لیست ها رو ببینید. کاملا رایگانه، شما دارین یه فضای خیلی جذابی داره مثل توییتر، مثل پلتفرم ایکس، و شما تمام نظر بچه‌ها رو دارین می‌بینید. و خود من دیروز 3 تا واچ لیست داشتم، 3 تاش امروز تارگت شده. نقطه ورود رو قشنگ گفتم و حالا مسیری که میتونه طی بکنه. واچ لیست امروز هم گذاشتم، حتما واچ لیست رو پیگیری بکنید، چون به نظرم یکی از خفن ترین چیزی که وجود داره برای سایت همین واچ لیست. کلمه‌شو پیدا نکردم. آیتم هایی که وجود داره توی سایت همین واچ لیست هستش. آدا رو بریم. نکته که برای ارز آدا وجود داره، الان بعد از اون ریزشی که اتفاق افتاد اومده روی ناحیه مهم. این ناحیه چیه؟ اینه. این محدود است. این کندله. و عدد 50 حدوداً 8 سنت براش. و این لگ سعودی اصلاح، لگ آخر، این اصلاح 100%ی که داده از همین جاها میتونه ریاکشن به سمت بالش استارت بخوره و یه لگ دیگه به سمت بالا بزنه. چند تا نکته وجود داره که باید تیک بخوره، چند تا مورد وجود داره که باید تیک بخوره تو استراتژیم تا بخوام این بای رو 100% بگم اتفاق میفته. پوریسک میخوام نگاش کنم، همین الان بایش رو میزنم، استاپم مشخصه، یه استاپ 3% 4%یه و در نهایت یه تارگت خوب. اگر نخوام ریسک بکنم رو سرمایه‌ام، بخوام تاییدیه بگیرم، چند تا تاییدیه رو باید داشته باشم. یکی از تاییدیه‌ای که باید ازش بگیرم تو تایم فریم های یک ساعته کندل تاییدیه هستش که در حال حاضر نمیبینیمش. کندل ها کندل های دوجی هستن. به این تایم فریم 15 دقیقه، تو تایم فریم 15 دقیقه چیزی که باید دیده بشه باز یه تاییدیه قویه، یه اینگالف قوی نسبت به کندل های 59 سنت و بیاد پوشش بده این سقف رو بزنه. خب اگه این اتفاق بیفته یک حجم خیلی زیادی از تارگت من میره و بعد به من نقطه ورود میده. خب مثلا استاپم بزرگتر میشه، ولی اگر بخوام ایمنتر و مطمئنتر این کار بکنم باید بذارم این سقف زده بشه که هنوز این اتفاق روی چارت هم نیفتاده. میگم پر ریسک بخواید ترید بکنید، همینجا هم میتونیم بایش بکنیم. در نهایت نسبت به برآیندی که توی این هفته داشتین، نسبت به میزان سرمایه‌ای که دخیل می‌کنین و اون استاپ چقدر از نظر دلاری به شما ضربه می‌زنه، تمام اینا رو اگر در نظر بگیریم و مناسب باشه، همین الان هم جاش بد نیست برای بای کردن. ولی اگر نه، شاید طوری نباشه که حالا بتونین این ریسک رو بکنید، باید این سقف زده بشه و بعد بایش رو بگیرید. و در نکته که وجود داره، خب برای اطمینان بیشتر بیت کوین هم باید تاییدیه بده که اینجاها میخواد یه حالا پول بکی به سمت بالا داشته باشه. میگم حالا انقدر قوی خود من روی آدا به نظرم اوکیه جاش، انقدر قوی نمیخوام منتظر تاییدیه بیت کوین و چه میدونم زده شدن این سقف باشم، صرفا تایم فریم یک ساعته یک کندل تاییدیه قشنگ ببینم به نظرم اوکی هستش. تایم فریم های 15 دقیقه هم این سقف کاملا زده شده، روند شیک گرفته و میتونه به راحتی به سمت بالا حرکتش رو داشته باشه. این از این. بریم دات رو ببینیم. تایم فریم روزانه. نکته که براش وجود داره یک روند صعودی، کفی که رو عدد 6 دلار و 64 زده شده، پول بکش به سمت بالا، استارت حرکتش به سمت پایین. روی عدد 8 و 12 که رو چارت هم بوده، به احتمال 90% دقیقاً خاطرم نیست، ولی به احتمال 90% خدمتتون این عدد رو گفتم که مهمه و میتونه از اونجا ریاکشن داشته باشه. و خب میبینیم اگر ناحیه داشتیم کاملا وارد ناحیه شده و ریاکشن ها به سمت پایین استارت خورده تو فریم روزانه. ولی مطمئن نیستم که این عدد رو خدمتتون عرض کنم توی لایو ترید، چون دات رو خیلی وقت تو باش لیستمون نداریم. تایم فریم رو کوچیک‌تر می‌کنم ببینیم الان چی، الان می‌تونیم ازش نقطه ورود بگیریم یا نه. من اگر بخوام این موج رو مد نظر داشته باشم، این رو اسکلپی کف برام زده شده، اوکی، نقطه ورودم چی میشه برای اینکه بخوام ورود کنم؟ ممکنه بهمون فرصت نده ها، چون که تو تایم فریم های بزرگ پول بکش رو داشته، ولی اینجا مطمئنا روی این اعداد من نمیام سل کنم، مثلا وقتی درگیر ناحیه تغییر روندشه. برگرده عدد 8 دلار 8 دلار و 10 این حدودها، 10 دیگه خیلی مطمئنه میتونیم که تاییدیه سلش رو بگیریم. بریم سراغ ریپل. من دارم ارزی که شما خواستین رو نوشتم، دونه دونه تیک میزنم که یه وقت جا نمونه. ارزی صرفی کوکاینش آوردم، بایننسش رو میخوام. تایم فریم روزانه، یه لحظه اینم چک بکنم، ببخشید یه لحظه. اوکی، تایم فریم روزانه. نکته ای که وجود داره این ارز ریپل
خب پروژه قویه، این رو گفتم، و برای پیج کافه ترید پلاس هم جز ارزایی که میتونه تو قلکمون قرار داشته باشه ارز ریپر رو من گفتم. میدونین که هر هفته قراره که یک ریلز داشته باشیم، حالا استوری ریلز، به احتمال زیاد ریلز جمعه منتشر میشه و من میام یه ارز رو خدمتتون عرض میکنم با دلایل تکنیکالی، فاندامنتالی و آنچین و همه چی، یعنی فقط نمیایم چارت رو ببینیم چون کریپتو فقط چارت نیستش، میایم بررسی میکنیم و اون ارز رو میندازیم تو قلکمون، استعاره از اون قلک بچگی که داشتیم، و تا یک سال سعی می‌کنیم بهش دست نزنیم و بعد یک سال نتیجه سورپرایزمون بکنه. ولی ریپر رو نقطه ورودی که حالا من خودم به شخصه مد نظر دارم عدد پایین‌تره، 49 سنت و 50 سنت که توی اصلاحات مارکت که ممکن اتفاق بیفته این عدد دور از ذهن نیست دیده شدنشون، تو اون عدد میتونه وارد قلک ما بشه ارز ریپر. اخبار خیلی زیادی براش وجود داره، من باهاش اشاره کردم بر مثلا شایعاتی برای اینکه به عنوان ارزی که برای پرداخت‌های بانک‌های بین‌المللی باشه، برای بین بانک‌ها پرداختشون میتونه انتخاب بشه و هزاران علت فاندامنتالی دیگه که میتونه این پروژه رو تو سال 2024 دچار نوسانات خوبی به سمت بالا بکنه. تاییدیه این اخبار مهمه مسلماً. تایم فریم روزانه بریم سراغ تحلیل تکنیکالش. ما این کندل روزانه 100% متأثر از خبری هستش که حالا قاضی دادگاهش رأی رو به نفع ریپل صادر کرد و ما این کندل رو روی چارت به سبز رسوندیم. ناحیه اوردر بلاکی که این کندل برای من ایجاد میکنه اعتبار زیادی داره، بارها تو لایف ترید خدمتتون عرض کردم. باز هم اگر من بیام لگ کوچیک رو در نظر بگیرم، این لگ رو برام سقف زده شد تو 54 و دقیقاً پول و کش به عدد 49 سنت و 50 سنت میتونه پله باشه برای طولانی مدتش. اما تایم فرم کوچیک‌تر بکنیم. تو تایم فرم های 4 ساعته تاییدیه مهمه ها، اینم بگم سبد هولد دارین میچینین، باز شما تاییدیه بعد بگیرین. تو تایم فرم های روزانه و 4 ساعته همینطوری وارد پوزیشن نمیشیم. البته این جزء تیکایی هستش که من طبق استراتژی میزنم. من برای سبد هولد چیدن خیلی نکات زیادی رو چک میکنم و اصلا استراتژی متفاوتی دارم. مثلا خیلی ها هولد که میکنن یه ارزو میخرن رها میکنن تا یک سال، من مدام سیو سود میکنم و تعداد ارزامو زیاد میکنم. این چیزیه که من ندیده بودم کسی این کار رو انجام بده و حالا بگدش، ولی خب این نکته هست. یعنی که برای سبد هولدم من تاییدیه میگیرم، چون به هر حال باز هم درسته هولد کردن یه مقدار ریسکای کمتری داره، ولی خب لازمه که ما جای درست هولد بکنیم، توی سقف نیم خرید بزنیم. تایم فریم یک ساعته دارم نشون این رو میبینم که نقاط ورودمون رو بهمون بده، نگرانش نباشیم. برای تایم فریم اسکلپی هم بخوام ببینم پوزیشن بهمون میده یا نه، 15 دقیقه شو یه دقیقه ببینم، نه حرکت اصلیش رو کرده دیگه. شما پوزیشن می‌خواستی رو 56 سنت بعد سلش می‌کردی، اینجاها جاش نیست، اومده خط روندش رو شکسته. بریم با آقایی بفهم. خب مرسی از آرسا و همه دوستان عزیز. ریپل رو خیلی جذاب و کامل آرسا بهتون گفت. این کندلی که زد قدیم روی همون خبری که توی موفقیتش توی دادگاه بود 100% رفت بالا. مثلا یه ارزی توی یک لحظه با یه خبر فقط 100% میره بالا. حالا شما حساب کنید کلن مارکت سمت خوبش رو داشته باشه و این بتونه پروژه‌ای که از اول داشته رو اجرا کنه. قرار بود اصلا کلن اون ترانزکشن‌های بین بانکی و توسط ریپل انجام بدن، یه جوری جای دلار رو اصلا بگیره. برای همین اصلا سازمان سکیوریتی خیلی زوم کرد و گیر داد و دادگاهیش کرد و چون فهمید عجب پروژه‌ایه. و الان که دیگه یه جورایی الان تکنیکالی بیاد روی همون دیمندی که اینجا تولید کرده، فکر کنم عدد 48 سنت باشه اونجا خیلی ایداله برای سبد هولد. بارها اومده روی همین عدد و خیلی خوب رفته بالا، مثلا یک بار دیگه اومده روی همین ناحیه حدود 60% رفته بالا. خب خیلی خوبه، سبد هولد 60% 100% وقتی یه آیتم دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونه ریزش کنه از این به نظر از این دیمنده دیگه، تمام اون اتفاقای بعدی که قرار بود برای یک کوینی اتفاق بیفته همه رو سر ریپل خالی کردن و دیگه هر گیری بود دیگه بهش دادن. آره و واقعا میتونست مثل سولانا یه دفعه خیلی شدیدن بره بالا. سولانای قدیمو دارم میگم که یه دفعه چندین برابر شد، یا مثلا آدا، مثلا خیلی از ارزهایی که یه دفعه پام شدن چند سال پیش واس 50 برابر شدن، ریپل هم به همین شکل، ولی بابت گیر و داستانایی که داشت گیر کرد، مثل فنر حالا جمع شده و به تایمش سر جای درستش
یه انفجار خیلی خیلی رو به بالا داره. من حتی خودم به شخصه نمیخوام فومو بشید، $100 هم برای ریپل میبینم، ولی نه الان، آینده 7 8 سالیه، 5 سالیه، 10 سالیه، یه همچه پتانسیلی رو داره و حدود 200 برابر میشه از همینجا. 200 برابر خیلی پولا دوستانا. حالا 5 سالیه، 6 سالیه، شما 5 ساله پولتون رو بزنید توی بانک، 5 ساله چند برابر میشه؟ مقایسه کنید متوجه میشید. خب بریم سراغ تحلیل مارکت کامودیتی نفت و طلا. نفت جای جذابی اومد برای سل. حالا یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم به چه شکله. یه نایه عرضه 30 دقیقه بود، ببینین اکشنا رو توی 30 دقیقه تقریبا همه رو معکوس. حالا یه شادو اس پایین داره، ایراد نداره. توی 15 دقیقه اینجا باز دوباره همه رو معکوس، اکشنای خوب روی این نایه عرضه. ببینید اوردر جمع نشد، کندل رو نایه نبست، شادو شد فقط و یه همچین پوزیشنی من میتونم روی نفت داشته باشم. این پوزیشن سل دوستان، اگر جایی دیدید اشتباهاً بای سل بوده و مشخصه دیگه از استاپی که داره و حالا تارگتی که داره. یکی هم میتونه بلند مدت باشه چون تارگت خوبی هم داره. در حد چقدر میشه؟ از 76 و 8 تقریبا 70 سنت تارگتشه. بد نیست، 70 سنت تارگت خوبی برای نفت اسکلپی. بریم نقره رو، بریم نقره یادتونه به سلش فکر میکردم. ببینید رو همین های عرضه که داشتم اول لایف ترید، اولین پارت که داشتم تحلیل میکردم، ببین خیلی خوب اومد روی نایه ارز نقدینگ جمع کرد و یه ریزش نسبتا خوب الان، ولی در حال حاضر اومده روی یه نایه تقاضا که به نظرم این نایه رو بی اعتبار کنید، چرا که پارت قبلی ببینید شادوش تا نایه پایینی اومده، اصلا این نایه بی اعتبار شده. بذار من پاکش کنم. به نظرم دوباره میتونه شادو رو پس بگیره تا $23 رو میتونه حدود 4 سنت دیگه یه بکی رو به پایین داشته باشه، اونجا تصمیم بگیریم که بریم رو بایش یا نه. به نظرم ریزشش کوتاه مدت میتونه هنوز باشه. طلا هم که خیلی گیر کرده، کندل 15 دقیقه پیشینش خوب بوده برای ریزشش، ولی واقعا میتونم نو پوزیشن باشم برای طلا. یکم دو پهلوه، خب چه کاری، ترید نمیکنم، نزدیکم روی بایش هستم فعلا. اینجا یکم چند تا کندل خوب زده، ولی الان میتونه توی تایم فریم 1 دقیقه ببینید بیوس جدید توی 1 دقیقه زده. من کسی که نو پوزیشن باشه میتونه یه کاری کنه، اولا که توی چند تا نایه تقاضاست همین الان و یه بیوس جدید 1 دقیقه هم زده. من اینجا اومدم براتون راست کردم، میتونم بیام حتی این جدیده رو دوباره اضافه کنم به تحلیلام همین جاها یا یکم پایین‌تر 17436 یا اصلا همینجا هم مقدوره، اوکیه، چون استاپش خیلی کوچیکه. استاپش میتونه 17430 باشه، ریسکیش خیلی کوچیکه استاپ، ولی ریسکی یعنی وین ریتش پایین. ولی دوستان میدونین که لفظ ریسکی رو برای استاپ موقعی که استاپ مثلا فرض کن کوچیک باشه میگن استاپ کم ریسک، موقعی که استاپ بزرگ باشه میگن یک استاپ پر ریسک. درست گفتم؟ حساب کوچیک باشه میشه کم ریسک، ریسکمون کمه چون حساب کوچیکه. حساب بزرگ باشه میشه یک پوزیشن پر ریسک، چرا که حسابمون بزرگه. ولی خب از لحاظ وین ریتی بخوایم بهش نگاه کنید، خوب حرفم توجه کنید، از لحاظ وین ریتی بخوایم بهش نگاه کنید، حسابی که بزرگه اتفاقا میشه یک حساب کم ریسک، یعنی وین ریتتون رو میبره بالاتر، احتمال تا شدنش کمتر میشه. اینو بعضی وقت توی حرفا میبینید برعکس میشه، منظورم این بود. الان بس اوکیه به نظرم، همین الان بایش میتونه خوب باشه. این از این شاخص دلار هم چقدر جذاب روی تله اولی که گفتم ریزش داره، از این نایه عرضه داره ریزش رو انجام میده. ولی ببینید این ناحیه اگر 30 دقیقه رو 7 دقیقه دیگه به این شکل ببنده و حتی یکم جذابتر بیاد بالاتر همر بشه، دیگه یواش یواش میتونه ادامه راهش رو بره به سمت بالا، ولی هنوز هم میتونه ریزشش رو اینجا ادامه بده. بستگی به این کندل داره، 7 دقیقه دیگه همر بست، جای درستی همر داره میبنده که بره به سمت بالا دیگه یواش یواش و احتمال داره سل طلا رو برای ما تامین کنه. حواسمون باشه دوستان این 7 دقیقه برای من مهمه. این 7 دقیقه اگر شاخص دلار همر ببنده به این شکل، حالا یکم باز جذاب‌تر بشه، یکم بره بالاتر، میتونم یواش یواش به سل‌های طلا هم فکر کنم یا به سل‌های یورو دلار مخصوصا. اتفاقا یورو دلار هم همین الان یه همر معکوسه اگه اینجوری ببنده، ببین دقیقاً مثل شاخص دلار خیلی منطبق با هم روی یک نایه عرضه داره یه همر معکوس می‌بنده. پس یورو دلار هم میتونه سل‌های جذابی بده. تا این فریم رو 30 دقیقه می‌کنم اینجا، آره میتونه یورو دلار سل خوبی بده. برخورد اول یه نایه عرضه 30 دقیقه همر معکوس، اما 6 دقیقه و 40 ثانیه صبر کنید، شاید برگرده بیاد بالا همین فول بادی ببنده، اون موقع اصلا شاید فیل کنه بره بالا بی اعتبار کنه، ولی فعلا که خیلی جذابه. دیگه همین دوستان، پوزیشنایی هم که دارم فعلا یک کوچولو روی ضررم خیلی کم، نفت یکم حالا به سمت بالا رفته، نزدک اینا که نقطه ورود ندارن، چیز خاصی نیست، حجم خیلی کم و یه جورایی
حالا یک کوچولو دوستود میان، یک کوچولو میان روی نقطه ورود. اوکی هم در کل و نفتم خیلی مهمه که ببینیم این شدوی اینو پر نکنه، یعنی از 77 و 1/10 بالاتر نزنه خیلی وین ریت سلمون جذاب میشه و میره بالا. بریم به سراغ علیرضا ببینیم نظرش چیه. نظرم این که بیایم یه بازی بکنیم. به خدا آره منتظرن، اجازه ندین مارکت به شما بگه چیکار کنید چیکار نکنید، ولش کنید، مال دنیا ارزش نداره. دلاری نمیاد یه 151-700 به ما بده، من یه 150-700 توپر سل زدم، منتظرم یه 100 دیگه هم بیاد بالا. الان چندومی؟ این چند روز مونده تا این فرم ماهانه بسته بشه؟ 8 روز دیگه. 8 روز دیگه میدونی توی این 8 روز؟ 7 روز؟ الان هم خوبه. الان چرا همه مارکت بیشتر میل داره فکر کنم دلار ضعیفشه، یعنی دلار احتمال داره امروز اگر بیان یک کاری کنن که دلار بخواد ضعیف بشه، یعنی بیان صحبت کنن، ما ماه می اولین انتظار هست برای کاهش نرخ بهره. می میشه چند ماه دیگه میدونید؟ 4 ماه دیگه، یعنی 4 تا کندله 3 ماه دیگه، یعنی انتظار دارن که اولین نرخ بهره اینجا باشه. حالا اگر یه صحبتی انجام بدن که حالا این جلسه احتمالش کمتره، بیشتر نزدیک نرخ بهره بشه از این حرفا میزنن، دلار رو بخواد ضعیف کنه، میگم 103-900 مهمه برای من توی این 7 روز باقی مونده که خیلی خیلی مهمه. موقعیت های سل دلار ین رو میگیرم، یه 150-700 با شما هم به اشتراک گذاشتم، یعنی حتی 2 بار رسید به این عدد سل دارم و این رو نگه داشتم، کاری ندارم قیمت چنده، ببینم تا آخر ماه میتونه بیا زیر 148-600 که لازه کندل ماهانه بده این اتفاق بیفته راحت میریزه. دلار ین میتونه تا 137 به نظرم ریزش داشته باشه و اگر بالای این قسمت بس کلن قضیه عوض میشه، چون اون موقع از کجا سیداری؟ 150-700 عالیه. آره و دوست دارم چشم بسته 2 ماه میگرد. آره دیگه، نه حتی دوست دارم که بشه 151-700، یعنی برم تو ذره اونجا هم سلام داشته باشم. و نظرم از نظر حال تحلیل زمانی ها رضا، اگر نتونه قیمت توی این 7 روز خودش رو بکشونه به زیر 148-700 کاری هم نداره، 130 پیپه واقعا واسش بیاد و اینجا ببنده، ما ماه آینده بیشتر خریدار دلار ین خواهند بود و احتمالش هست که ما دوباره 151-700 152 رو تست کنیم و برگشته به همین محدوده 148-700 خریدار داره دلار ین. یعنی اگر فرض کنین امروز 30 ماه بود و کندل این شکلی بسته میشد، من این کندل رو تقسیمش میکردم، نواحی حمایتیش رو مشخص میکردم و خریدار دلاری ام بودم تا اولین تارگتش 151-700 هست، چون دلاری ما بسیار منتظریم تغییر سیاست رو از ژاپن ببینیم و تا الان اتفاق نیفتاده و ژاپن انگار تصمیم نداره حداقل تو 6 ماه اول سال بیاد و تغییر سیاست داشته باشه. حالا آرزو بیشتر در جریان هستن در مورد اخبار و اینکه آیا صحبتی کردن یا نه، که هر روز در برنامه اقتصاد امروز چه خبر در مورد این موضوعات صحبت میکنن. من الان از نظر تایم فریم ماهانه اگر یادتون باشه فکر کنم اولین نفر واقعا تو جامعه ایرانی بودیم که اومدیم گفتیم 151 دقیقه این تاپ سل دلار ین رو دادیم بعد از کلوز کندل ماهانش که اتفاق افتاد، دقیقاً محدودهای 150 توی ویکلی برگشتاش رو سل دادیم، تارگتی هم که به شما دادیم محدوده 143 بود و بعدش هم 140 که حتی بعدش هم گفتم همینجا باز دلار ین خرید داره و میتونه کل این حرکت رو برگرده به سمت بالا. و از نظر من تایم فریم ماهانه خیلی مهمه، ما همچنان سلر دلار ین هستیم تا زمانی که این سقف حفظ شده باشه، اما حواستون باشه اگر سقف شکست دیگه نگاه نکنین عدد 152، دیگه نگاه نکنین 154، هدف بعدی تسویه دلار ین میشه 165 و میتونه همینجوری لگ های مثبت رو ثبت کنه. بنابراین ما به عنوان تریدر فعلا تا زمانی که توی این سرزون هستیم و این سرزون اعتبار داره فروشنده دلار ین هستیم، اما اگر سرزون از بین رفت دیگه اصراری به فروشش نداریم و دائما خرید میکنیم.
این حالا یک نظر جامعی در مورد دلار ین که توی قسمت واچ لیست سایت کافه ترید من یه متن بلند بالا در مورد این دلار ین هم حمایتاش هم مقاومتاش دیدگاه هم چطور یا چه قیمتایی بخریم و چه قیمتایی بفروشیم گذاشتم، اونجا میتونید بخونید و توی واچ لیست هستش، قسمت رایگانش هست، فقط کافیه که ثبت نام کنید و چیز دیگه احتیاج نداره. ببینیم داو جونز نزدک اتفاق خاصی واسه شون افتاده. یه چیزی روی داو جونز دارم ماهانه میبینم، مثال خوبیه واسه دلارین که داشتم حرف میزدم. دوستان برای من اسکرینشات استوریوم رو برام فرستاده بودن هفته گذشته که من وقتی این کندل ماهانه بسته شد، الان این کندل ماهانه دقیقه مثال خوبیه، من زمانی که قیمت داو جونز اومد بالا توی محدوده 35510 تو حدود دقیقاً 35000 رو عددش رو بهتون بگم 100 تا 510 داو جونز رو فروشنده بودم، یعنی موقعیت‌های فروشش رو اصلاح موقعیت‌های فروشش رو ترید می‌کردم و حتی معامله سوینگ گرفتم روش و به محض اینکه این کندل ماهانه بسته شد، یعنی حدود $300 قیمت رفت بالاتر از آخرین بودم که 35670 بود، کامل همه معاملات رو بستم، همه معاملات فروش رو بستم و استوری کردم گفتم این کندل ماهانه داره نشون میده که ما ماهای آینده کاملا داو جونز سعودی هستش و آمد قشنگ این اندازه لگ رو تنظیم کردم و بهتون گفتم که به اندازه این لگی که زده شده داو جونز میره بالا و همین اتفاق افتاده و الان محدوده های 39000 ببینید وقتی قیمت داره میرسه کندلا داره کوچیکتر میشه، یعنی مومنتوم داره ضعیف میشه، کمتر کسی حالا میاد روی این قیمت رو میخره، پس بعید نیست ما یه ماه یه کندل قرمز داشته باشیم. تقریبا این ماه هم که زورش نرسه شاید ماه آینده یه 39200 به ما بده یه کندل قرمز خوشگل داو جونز ببنده و 39200 بسیار عدد مهمی هستش، مراقبش خلاصه باشیم دیگه. من بارها این رو گفتم و حالا رو پرایس اکشنش هم که تریدش میکنیم، دقیقا مثالی که واسه دلار ین زدم منظورم همچین کندلیه که اگر اون سقف رو بشکنه راحت میتونه وارد لول 160 بشه. این هم از این موضوع. داو جونز نزدک هم که دیدیم توی تایم فریم 5 دقیقه ریخت کامل حرکتش رو، خدمتون گفتم اینجا که حرکت بکرد به سمت بالا عددهاش رو رسم کردم، گفتم حتما اگر خریدتون موقت باشه نزدک به شدت ریزشیه و متاسفانه 460 نرسید، 450 این ریجکت رو داد. خب یک شادوی رو زد که همزمان بود با باز شدن مارکت که ناحیه پایین رو تست کرده نزدک. الان تو تایم فریم یک دقیقه بذاریم ببینم در تایم فریم یک دقیقه این کف رو شکسته. فعلا همچنان نزدک رو نمیخرم، شاید یه موقعیت خرید خیلی خوب رو از دست بدم ولی صبر میکنم 12 ثانیه دیگه مارکت آمریکا باز شده، نزدک داره به سمت بالا میره. بهتون گفتم شاید موقعیت خرید خیلی خوب رو از دست بدم ولی فعلا نمیخوام بخرم. یک ثانیه بسته شد، اگر قیمت بیاد تا حدود 440 ریسک میکنم وگرنه این موقعیت خرید رو از دست خواهم داد. الان میتونم ریسک کنم برای خریدش، حجمتون خیلی کمتر، یک سوم حجم بگیریم چون استاپمون زمانی که یک دقیقه بیاد زیر 426 ببنده. تی پی آی که داریم برای نزدک میتونه حدود 470 باشه و بعد هم 520. امیدوارم که فیل نکنه چون داریم خلاف روند این معامله رو انجام میدیم و فقط این کندل یک دقیقه داره ما رو گول میزنه برای همچین حرکتی. ریسک کردیم براش، ببینیم الان 7 تقریبا از جایی که اعلام کردم $10 تقریبا مثبت هستش، ببین میره تا محدودهایی که خدمتتون گفتم یا نه. 5 دقیقه حواسم هست، 2 دقیقه و 11 ثانیه دیگه باید این صف رو بشکنه. خیلی خوب میشه اگر این صف رو بشکنه. ما چقدر اومده بالا؟ عرضه 26 هست تا 55 $25 اولین تارگت 25 رو میده. خب بشکن دیگه، ای بابا نه پایین بذاری. من الان باید حواس به نزدک باشه چون حدود 440 رو گفتم، اگر نزدک ببینیم بچه ها اومد زیر 24 نگرش نداریم، بهتره خارج بشیم با ضرر چون میتونیم همین حرکت رو برگرده. 40 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ ریجکت میشه آیا به سمت بالا؟ خیلی مهمه این حرکت. یه لحظه نگاه داشته باشیم به داو جونز. داو جونز یه لگ ریزشی، عجب لگ ریزشی داره میزنه. داو جونز رسید به 420. 370 رو زیر نظر داشته باشیم برای خرید
مناسبه. وای بهش بالایی زد داو جونز تا 546 اومد 560 رو دقیق ندید. کاش که شما گرفته باشینش. من داشتم یه چیز داشتم در مورد فارکس صحبت میکردم، عجب کندلی زد تو تایم فریم یک دقیقه، خیلی قشنگ رفت این بار. کاش 561 میومد سلش رو میزدیم. فعلا نزدک اعتبارش رو از دست نداده، ولی داره به من میگه احتمالا قرار فیل بشه چون این حرکت رو کامل بر میگرده. اگر یک دقیقه ببنده زیر 25 با ضرر خارج میشم تا دوباره برگرده بالای 25. و داو جونز هم که 317 رو داریم، فعلا تو تا این فریم یک دقیقه و 5 دقیقه تایید خاصی رو برای خریدش نداده. لگ ریزشی رو داریم، خدمتتون گفتم فعلا خریدها اصلا مناسب نیستش. خود نکاتی که خدمتتون گفتم حواستون بهش باشه. فاطمه جان شما صحبتی دارین؟ بله بفرمایید. بعدش هم بریم اتاق خودم. بعدش صحبت بعد صحبت من تام. خب یه نکته میخواستم ارز ریپر رو تحلیل کنم از ارزهای درخواستی که نوشتیم واسم، ولی قبلش طلا رو با هم ببینیم. تایم فریم 4 ساعته هستم. کندل قبلی که بی تصمیمی بوده همونطور که روی چارت میبینیم، اگر که طلا برسه روی این کندل من میرم توی تایم های پایین. کندل از کجا سوده 23 هستش تا بوده 26، من میرم توی تایم های پایین و میبینم که آیا در واقع تأییدی دارم یا نه، چون اینجا الان حمایت منه و اگر برسه ترجیحم اینه که مورد اگر که تأیید خرید رو ببینم موقعیت های بای رو داشته باشم، و اگر که یه ریزش شارپ دیدم و تأیید رو نداشتم سب میکنم تا کف این ناحیه که حدود 2018-600 هستش. این نکته که راجع به طلا میخواستم بهتون بگم. و بریم تایم فریم یک ساعته رو ببینیم. حدود 24 دقیقه دیگه بسته میشه کندل قبلی. بی تصمیمی فعلا الان تا اینجا بی تصمیمی هستش. خب اینجا همونطور که میبینید یک حمایتی هستش، احتمال اینکه توی این ریزش بخواد بیاد تست بشه هست، اما اینکه قیمت از این حمایت حرکت کنه به سمت بالا تایید خرید رو داشته باشیم یا نه، اون خیلی نکته مهمی هستش برای طلا، چون قبلا هم خدمتتون اشاره کرده بودم که ما توی تایم فریم 4 ساعته هم عدد حدود 24500 رو داریم که اگر شکسته بشه یعنی اینگالف بشه احتمال ریزش بیشتر هست. حالا کندل 4 ساعته که خیلی مونده بسته بشه، حدود 3 ساعت تازه باز شده، توی کندل قبلی اصلا نزدیکش هم نشد، ولی توی تایم فریم 1 ساعته هم فعلا ما اینجا این قسمت توی این کندل قرمز رنگ از حدود 2023-300 رو داریم تا حدود 2024 رو 24-25 رو که شک گرفته و کفش حدود 23-500 هستش، 2023-500. و اگر که شکسته بشه احتمال اینکه تا کفی که داشتیم توی 4 ساعته اینجا کندل های رنجی که بعدش به سمت بالا شکسته شدن حدود 2018-500-600 حرکت کنن رو ما باید در نظر داشته باشیم. و این موضوعی که برای طلا مهمه، من تایم فریم های پایین تر رو هم بیارم 15 دقیقه. واقعا الان فعلا تغییری نکرده طلا، یعنی یک بار از حدود 2031 ریخت تا حدود 2026 دوباره رفت بالا، از حدود 2031 الان قیمت حدود 2027 رو دیده و داره اینجا بین همین بازه نسبتا کوچیک نوسان میکنه و تکلیف رو هنوز مشخص نکرده طلا که قراره یه ریزش با تارگت خوب رو داشته باشه یا اینکه بره بالا ناحیه عرضه بعدی تست بشه، که من شخصا با توجه به نشانه‌هایی که توی 4 ساعت و 1 ساعت دیدم دیگه سرش رو نگرفتم. من دیروز چندین بار روی این ناحیه سل طلا رو داشتم، تارگت خوبی هم داشت، دوباره وای طلا رو روی 24 و 26 داشتم، ولی الان در حال حاضر دیگه ترجیح میدم که سل نگیرم روی این ناحیه. برای بایم اون نقطه جذابم نیست، من یکی 23 و 24 رو دارم، یکی حدود 2018-600 رو دارم که این کافی هستش که توی 4 ساعته داریم ببینم این عدد چنده. نه این حدود 2000 آره دقیقا اینجا هم میبینیم 2018-19 رو، و به خاطر همین فعلا روی عددی نیست که من بخوام وارد موقعیت معاملاتی بشم. اما اگر شما دوست دارین ترید کنین، خب باید توی تایم 5 دقیقه روی این صف و گپ ها به صورت اسکلپی با یه جایی که تارگت در واقع استاپ کوچیک باشه وارد بشین. مثلا اینجا وقتی اومد دوتا دوجی زد، خب من میدونستم این میتونه ریزش داشته باشه چون دوجی که ببینیم روی ناحیه عرضه، یعنی احتمالش رو داریم. حالا هرچند که تایید بشه بسیار مهمتره، که تایید این دوجی ها خیلی از نقطه ورود قیمت رو فاصله داد همونطور که میبینید.
و به خاطر همین جذاب نبود که بخوام تریدی داشته باشم، ولی خب روی جاهایی که ببینید الان دوباره از حدود 2027 یک شادوی ریجکتی یه دقیقه دیگه اگر بسته بشه تایید بای رو داده، ولی آیا من بای میگیرم یا نه؟ نه، روی این ناحیه بای نمیگیرم تا شکسته بشه بعد توی پول بک ها یا بره به عرضه بعدی سل بگیرم، چون الان فعلا برای من اون جذابیت رو نداره که بخوام روی طلا فعلا معامله بگیرم. بریم عرضه ریپر رو ببینیم که خواسته بودین. اتفاقا این نواحی هستش که من برای ریپل داشتم روی چارت و یک حمایت داشتم که دقیقاً از سقف حمایت یه برخوردی داشته، یک حرکتی داشته به سمت بالا. اما اگر بریم از تایم دیلی شروع میکنم، اول از همه چون چند تا نکته مهم رو باید بهتون بگم، یه سری مقاومت داریم توی تایم فریم دیلی که میبینیم قیمت ازشون ریجکت شده و یه نکته بسیار مهمه، یعنی این موضوع رو میخواستم بهتون بگم، ما اینجا یه کندل دوجی داریم، بی تصمیمی داریم. اگه به همین صورت کندل بسته بشه میتونه نشونه‌ای باشه از اینکه توی تایم دیلی ما میتونیم یک فشار فروش داشته باشیم، یعنی بهتر بای ها اسکلپی باشه اگر این اتفاق بیفته. خب 9 ساعت دیگه تا 920 دقیقه دیگه مونده که این کندل بسته شه ها، من دارم میگم که چطوری میتونین متوجه بشین از طریق تایم فریم دیلی که چه موقعیتایی میتونه درصد بردش بیشتر باشه وقتی که این کندل بس. اگر به همین صورت زیر کندل دوجی یا با یه بادی قوی نزولی زیر این عدد 0.5490 بسته بشه، این یعنی این که میتونه ریزش های بیشتری داشته باشه و بای ها رو با تایید و اسکلپی میتونیم بگیرین. ترجیحاً نواحی برای تایم های 1 ساعت 4 ساعته باشه و سل ها میتونه درصد برد بیشتری داشته باشه که البته نقطه ورود برای سل ها هم خیلی مهم میشه. این از این موضوع توی تایم دیلی. حالا برم تایم فریم پایین، تایم فریم 4 ساعته اگر بیارم، نکته‌ای که هستش توی تایم 4 ساعته ما اینجا یک سقف داشتیم، ببینین بعد از این کندل قرمز با یک حرکت خوبی به سمت بالا شکست شده، پس یک ناحیه شکست داریم ما که منشأ حرکتش اینجاست که من توی تایم پایین رسمش کردم، چون این کندل سبز یک ناحیه بزرگ رو برای من می‌ساخت. فکر کنم توی یک ساعته کشیدم این ناحیه رو، بله دقیقاً این کندل قرمزی که بعدش رفته از این مقاومت گذشته و به خاطر همین با برخورد بهش میبینیم ریاکشن های سعودی رو داشت ارز ریپل. و پس نکته چیه؟ نکته اینه که ما اینجا سقف تریدینگ رنج رو در 4 ساعته شکستیم، منشأ حرکتش اینجاست، ناحیه حمایتی که کفش حدود 0.53 هستش، یعنی دقیقاً 53 سنت و سقفش حدود 53.36 و از این سقف همونطور که میبینید ریاکشن خیلی خوبی داشته، تا حدود 54.42 به صورت اسکلپی حرکتی به سمت بالا رو داشته، ولی با توجه به اینکه از عرضه دیلی حرکت شروع شده، اگر کندل روزانه امروز هم همونطوری نزولی که با هم دیدیم بسته بشه، بهتر بای ها اسکلپ بشه، سل ها میتونه درصد بردش بیشتر باشه. حالا کجا برای سل خوبه؟ الان توی تایم فریم 4 ساعته خوبه، یکی ما اینجا کندلی داریم که بعد از اون این کف شکسته از قیمت حدود 55.92 0.5592 تا 0.5665 توی تایم فریم 4 ساعت است، بازم اینو میشه رسمش کرد روی چارت. بریم توی تایم های پایین تری پایینش کنیم، این کاری که میتونیم انجام بدیم. و نکته بعدی دوباره یک ناحیه دارم که توی تایم فریم یک ساعته رسم شده، نه همون 4 ساعته بود، و این هم کندل منشأ حرکت شکسته، یعنی یه ناحیه شکسته داریم یه کندل منشأ که این ناحیه حمایتی ما یعنی ناحیه بعدی حدود 0.5205 هستش و بعد از اون 52.32. این از این موضوع. بعد نکته دیگه که مهم هستش برای ما، من تایم فریم رو برمیگردونم یک ساعته، توی یک ساعته اینجا میبینیم که یک کف هم هستش که میتونه کف مهمی باشه، من به صورت خط روی چارت دارمش، عددش هم میتونیم ببینیم. پس این نواحی مهمی هستش که فعلا داریم توی تایم یک ساعته، یه ارزم فعلا مینور سر راهش هست توسط این کندل سبز ساخته شده، ولی نکته مهم که باید واسه این عرضه ریپل بدونیم در کل مهمترینش این کندل دیلیه که چطوری بسته میشه، از مقاومت دیلی قیمت ریجکت شده، اگه با همین مومنتوم ببنده قبلش هم چون یک کندل دوجی داریم و زیر این کف بسته بشه میتونه یک حرکت شروع کنه تا حالا اون حمایت دیلیش میتونه این کندل باشه.
که سقف کندل ما تازه میشه حدود 51.04 و کف کندل 49.86 هستش. این از این موضوع. یه حمایت خیلی خوبم که اینجا رسم کردم توی تایم دیلی. میبینیم اصلا از قبل روی چارت بوده و رسیده حرکت خیلی خوبی هم ازش داشته که دیگه اعداد پایین تری هستش. اینم از این موضوع. در نهایت شاخص دلار رو سری با هم ببینیم. من تایم فریم رو میبرم 15 دقیقه ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب ما دقیقا توی 15 دقیقه منتظر بودیم بیاد برسه به این در واقع حمایتی که شکل داده، نرسیده. فعلا داره میره بالا از یکم دقیقا از این صفی که شکسته اومده یه هرکس داشته. ولی خیلی هم جذاب اینگالف نکرده توی 15 دقیقه. تایم فریم یک ساعته رو ببینم. توی یک ساعت هم که دقیقا کف رو داریم میبینیم فعلا حدود 15 دقیقه مونده. در حال حاضر دقیقا شاخص دلار هم حرکتش خیلی کم حجمه و خیلی اتفاق خاصی نیفتاده. بفرمایید. مرسی. یه لحظه من دوستم استوری میذاشتم براتون. بریم تایم فریم 15 دقیقه آدا رو ببینیم. داشتم استوری میذاشتم براتون، حالا اون رو با تاخیر میذارم. نکته ای که وجود داره، تایم فریم 15 دقیقه آدا اومد روی محدوده ای که باید 58 سنت و یک سری ریاکشن داره نشون میده. تحلیل آدا رو کامل کرده بودیم. بریم سراغ باقی ارزهای درخواستی شما. آها یه توضیح بدم در مورد واچ لیستی که دور قبل گفتم. سوال پرسین اتاق فرمان گفتن که توضیحشو کامل بهتون بدم. واچ لیست یک آیتمی هستش که توی سایت کافه ترید قرار داره. شما خیلی ساده وارد سایت کافه ترید میشین، کلوپ کافه ترید میشید. حالا لینکش هست هم توی تلگرام خودم، هم خود کلوب تلگرام داره. شما میتونید لینکش رو داشته باشین، وارد سایت بشین. آها آره، رو تصویر ما سمت راست هم میتونید اسکن کنید. رایگان ایمیلتون رو وارد میکنید و ثبت نام میکنید. تو بخش واچ لیست روزانه که کلیک بکنید روی اون قسمت که اسمتون رو میاره، میتونید واچ لیست همه بچه‌ها رو، آقا علی هم داره اشاره میده، واچ لیست مطمئنی درست دارین؟ آره درست، آره درسته. نه درسته، من این ورنش هستم درسته. نه نه مهم نیته. وارد میشید و خیلی راحت میتونید واچ لیست ها رو اونجا ببینید. این از این. بریم سراغ باقی. یه اشتباه نه نه اوکی. یه جا دیگه نه. بریم سراغ ارزی درخواستی شما. تایم فریم روزانه. نکته ای که وجود داره برای این ارز، ما یک روند سودی خیلی قشنگ رو داریم روی چارت، درسته؟ میایم اینجا یک ناحیه اوردر بلاک مهم میکشیم، محدوده 64 سنت 65 سنت که عدد خیلی مهمیه. بعد از این ناحیه اوردر بلاک ما یک خلای نقدینگی شدید داریم. داریم میبینیم که این ارز مدام داره سقف‌های جدید میزنه. صرافی بایننسش هستیم. تایم فریم کوچیک‌تر می‌کنیم. تایم فریم رو کوچیک‌تر می‌کنیم. توی تایم فریم های 4 ساعته اسکلپ سل داشته. چقدر هم قشنگ از محدودی که حالا تایم فریم های کوچیک رسم شده ولی نسبت بهش ریاکشن ها اوکی بوده. همین لگ کف اینجا زده شده، پول بک داشته و ریزش استارت خورده. چند درصد؟ حدوداً 18 19 درصد ریخته. الان بعد برای این ارز چیکار کنیم؟ این ریزش میتونه ادامه دار بشه و در واقع عدد ارزنده برای من روی چارت 75 سنت هستش که میتونه به من ریاکشن بده. عدد بعدی اعداد 67 و در نهایت همین ناحیه اوردر بلاکی که دارم که خب اعتبارش رو میدونین دیگه، تایم فریم بزرگ کشیدیم 64. من میام تایم فریم باز هم کوچیک‌تر می‌کنم. می‌خوام نگاه تایم فریم های کوچیک‌تر رو هم نسبت به این ارز داشته باشیم. روند اصلاحی هستش در حال حاضر. بین روند موقعیت میده، بله میده، ولی این بکی که بزنه بیاد رو عدد 93 یه مقدار میتونه این بار باعث شکستش بشه. برای همین به نظرم صبر بکنیم برسه به عددی که خدمتتون عرض کردم، 75 سنت 67 سنت و 64 سنت. هر کدوم تایید داد میتونیم همراه لگش باشیم. این عدد اولی 75 سنت هم عدد خوبی هستش. بریم سراغ ارز بعدی. STRK فکر میکنم این پروژه باید چک بکنم دقیقش رو، ولی داشتم نگاه میکردم اخبارو، همون پروژه هستش که هم آزادسازی داشته، حالا معامله گراش رو یه مقدار ناراحت کرده از نحوه آزادسازی توکنش و ایردراپ هم داشته، یه مقدار
اینطوری بهتون میگم، کسایی که خریداریش کردن یا حالا به عنوان ایردراپ دریافتش کردن از شرایطش راضی نیستن، باید چک بکنم این ارز همون ارزه یا نه، ولی فکر میکنم احتمال زیاد همونه. چیزی که تو ذهنم، این خبر مال چند روز گذشته است که دارم خدمتتون عرض میکنم. تایم فریم میبینیم دیگه، تایم فریم های روزانه به احتمال زیاد همینه. روزانه هم میبینیم دو روز لانچ شده، پس در واقع درست داریم صحبت میکنیم. روند یه روند ریزشی هستش در واقع، بعد اینکه لانچ شده رفته تا اعداد چه شدوی تا اعداد 7-8 دلار رو دیده و بعد این استارت ریزشه استارت خورده و داره اصلاح میکنه. هیچ گونه تحلیل رو این چارت ما نمیتونیم داشته باشیم چون دو روز لانچ شده، اصلا هیچ بیسی نداریم، هیچ چیز تکنیکالی الان ارزش نداره، در واقع داره نسبت به فاندهایی که براش هست نوسان میکنه. پس دنبال این نباشین که بخواید تحلیل تکنیکال براش داشته باشین. بذارین ببینم صرافی دیگه کوکوین برای مثال تاریخش داره، نه نداره. من بایبیت رو هم میبینم باز هم نداریم. پس دنبال تکنیکال نباشین براش، فاندهاش رو دنبال بکنین. اگر خبر خیلی مهمی هم داشته باشه مسلما من براتون میذارم. عرض بعدی که نوشتم اتریومه، ولی خب اتریومو میخوام بذارم آخر چون صحبت زیاد براش دارم. بریم بی ام بی رو ببینیم. تایم فریم روزانه بی ام بی جزء ارزهای اولین رو بهتون بگم، بذارین تایم فریم 12 ماهش رو بیارم. جزء ارزهایی که در سال گذشته رشدهای خوبی رو داشته، شما کندل یک سالش رو ببینین در واقع الان بالای کندل قبلیه، و جزء ارزی که داشتم چک میکردم هولدرهاش رو تونسته خوب سرمایهشون رو افزایش بده. این نکته ای که لازمه بهش اشاره بکنم، خب میدونین ارز بایننس هم هستش، معتبره. بله خانم الهام رو داریم صحبت نکنیم همینقدر؟ عالی بود، در همین حد بلد، در همین حد ترکی، ولی کفایت میکنه. تایم فریم هفتگی ببینیمش، یه عدد مهم خیلی حائز اهمیت برای ارز داریم، یعنی دو بار کلمه مهم توی جمله، ببین چقدر عدد مهمه. تایم فریمی که داریم میبینیم یه تایم فریم خیلی طولانی بالای این عدد داشته نوسان میکرده، حدوداً 1015 روزه که زیر این عدد نیومده و خب برگشت قیمت هم از همین عدد به سمت بالا بوده. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه بیس خیلی مهم رو داره بی‌اعتبار میکنه به سمت بالا تو تایم فریم هفتگی، و بیس بعدی که تو تایم فریم های بزرگ براش داریم و میتونه برای هولدرهاش نقطه سیو سود باشه اعداد 416 هستش. ولی بریم تایم فریم های کوچیکتر اسکلپی هم ببینیمش. روند خیلی خوبیه براش، داره حرکتش رو به سمت بالا انجام میده، هیچ نشانه از برگشت قیمت رو ما نمیبینیم. نواحی مهمش هم بی‌اعتبار میکنه. تایم فریم 4 ساعت هم همینطور، هیچ نشانه برگشتی نداریم. 1 ساعت هم همینطور. بیسی که داشته باشیم بخوایم خرید براش انجام بدیم میتونه بیس 342 باشه، ولی پیشنهاد من به شما اینه که بذارین اون سقف رو ببینه یه سل جذاب ازش داشته باشیم، ولی اگر میخوایم با خریدش همراه باشی 341 رو روی چارتتون داشته باشید. بریم سراغ عرض بعدی. خب تایم فریم روزانه، تایم فریم روزانه این عرضم، خب روند خیلی خوبیه، سودیه. نکته‌ای که براش وجود داره یه سقف مهم داره اینجا که درگیر شده، اعداد 11 سنت حدودن. من تایم فریم کوچیک‌تر می‌کنم، تایم فریم 4 ساعته. یک کفی داشتیم، یک کف 0.081 که نسبت بهش ریاکشن و سقف جدید ایجاد کرده. نکته‌ای که براش وجود داره در حال حاضر این ناحیه اوردر بلاکی که داریم، ناحیه 0.083 همچنان روی چارت برای من با اعتباره، با توجه به اینکه خب کفی هستش که سقف هم تشکیل داده، اعتبارش زیاده برام. تایم فریم کوچیک‌تر می‌کنم، تایم فریم 1 ساعته. یه عدد دیگه دارم اینجا هم میتونه احتمال برگشت داشته باشه، عدد 0.089. ببین با علی بفهمید. آزادان اسخای می‌کنم، یکم سر صدا بود. خب دوستان واقعا سخته موقعی که یک نفر یک تریدر زوم میکنه روی تحلیل، واقعا سرصدای محیط و اطراف توی تحلیلش میتونه تاثیر بذاره و کلا استاپ بشه. هممون این مشکل رو داریم و مثلا آقایون این مشکل دارن، مثلا من که نیم کره چپ و راست هم اصلا با هم هماهنگ نیستن، یعنی فقط میتونم یه کار انجام بدم بعد صدا رو بشنوم، دوستم صدا رو بشنوم کلا ما رو بی خیال میشه. ولی علیرضا فکر کنم دو تاش فعاله. من
داشتی میگفت چند تا کار رو میتونی همزمان انجام بدی. آقا به خدا به لطف شما ما بریم با بگرده اه پرسر رو خودت میگی. آره دیگه خب پس مفید واقع شده. خیلی هم حالی ادامه میریم همین برمون رو میریم. دوستان من میخواستم ترید نکنم دیگه، شیطون گولم زدی سه ترید هایی انجام دادم و خدا رو شکر خوب بود نتیجه شیل از ببینید همین در همین بر اساس یک استراتژی جدید که توی تایم فریم پایین و سری سیو سود یک جای خیلی خاص رو پیدا میکنم و ورود میکنم و باید به استاپم پایبند باشم، ولی شیطون بعضی ما گود میزنه به استاپم پایبند نمیشم، ولی یه جاییه که واقعا دیگه تای ته باشه، یعنی تای مسیری باشه، پایین پایین باشه، کف کف باشه، بدونم حالا یه پیپ دو پیپ قراره بره پایین، یعنی واقعا باید ایمان داشته باشیم به اون ارده براک برخورد اول یک نایه یک دقیقه که خیلی جای عالی باشه، یعنی واقعا اونجا دلار خوابیده باشه و بتونید با اعتماد به نفس خوبی بریم روی پوزیشن و حجم کم ولی تعداد زیاد. حالا باز علتهای خاص خودش داره. خب بریم سراغ طلا که من به نظرم میتونه ریزش کنه، هنوز روی سل طلا میتونم باشم ولی همینجوری بای های خوبم داره. ببینید توی همون تایم فریم یک دقیقه چه بای های خوبی میده. ببینید اینجا رو کفی که زده شد، برخورد اولش اومد روی 27.5 سیگنال بای شد تا 31.6 تمام رفت. خب این بای برش نگیرم، نباید فقط بگم که به سلش فکر میکنم، نه همینجوری توی یک دقیقه این بای میشه گرفت، میاد اینجا دوباره نقدینگ جمع کنه همه معکوس، این سل میشه گرفت، دوباره اومد اینجا این بای میشه گرفت، 1 دلار 2 دلار نوسان با حجم خوب حساب کوچک هم جای مرتب پوزیشن های مختلف. قرار نیست مارکت کامل یک طرفه باشه و ما بتونیم مارکت رو کامل پیش بینی کنیم. بر اساس اون حدسی که میزنیم و حالا با یه استاپی با یه ریسک ریواردی با یه آخرش ریسکی این مارکت همراهه و نمیشه فرار کرد از اون ریسک. آخرش پوزیشن رو که باز میکنیم استرس رو داریم. حالا چقدر خوبه که اون استرس کم باشه با حجم کم. چقدرم رعایت میکنم خودم؟ خب خودم هم میگم چقدرم رعایت میکنم. گفتی چقدر خوبه استرس کم باشه، گفتم اوکی خب بعدش با حجم کم بعدم درستش کم شبم رعایت میکنم. آره دیگه میدونی آدم وقتی تو شرط سخت خوش قرار بده آداپته میشه، یکم وفت داده میشه و همین جور پوسکلوفتر میشه و میتونه توی شرط سختتر واکنش های جذابتر نشون بده. میتونید خودتون رو توی شرط سخت قرار بدین ولی ریز 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 یواش یواش تا بتونید واکنش های خوب در مراحل سخت زندگیتون انجام بدین. این که حالا یه تریدیه و یه چهار تا پوزیشن دیگه. خب دوستان نفت اذیت داره میکنه و اینجا استاپ منو زده انگار با این شادو، ولی تازه ابتدای ریزش میتونه باشه به نظرم. آره استاپمو یه گفتم ها ببین آره آخ آخ ولی آره حالا ایراد نداره ببینم اینجا چه خبره. آها راستی دوستان من اینجا من نفتمو بسته بودم، الان میبینی که نو پوزیشنه. چرا نفتمو بسته بودم؟ چرا که یه عالمه پوزیشن داشتم اومدم کلوز آل کنم زدم همه رو هم بستم. حالا نفتم چی شد؟ لابلا نفته این و این دو حجم داشتم، یکیش دو دلار یکیش دو دلار. چهار دلار ضرر شد. ایراد نداره دوستان، خب موقعی که یه سود خوب دارین میگیرین حالا 4 دلار هم بره دیگه. ولی خب عذرخواهی میکنم بابت کسایی که روی سل نفت موندن، ولی خب یه خبر خوب بهتون بدم، سل نفت رو اولا که زودتر بستم کلوزر کردم، ممکنه شما هم بسته باشین رو حرف من، ممکنه هم نه اصلا استاپ نگفته بودم بهتون بدون استاپ باشین ممکنه و الان یواش یواش میتونه که بریزه و در صورت که شاد باشید یه پوزیشن دیگه خبری نیست. طلا هم که اوضاعش به این شکله میتونه اسکلپ اینجا بای داشته باشه ولی نه، چرا که تایم فریم بالاتری سیگنال سل داده. اینجا به نظرم دیگه برخورد چند میشه ریسکی باشه بایش. ببینم آره یا نه. نه البته چون شادو شده اینجا هنوز اوردرهای بای هستن، تو همین اوردر بلاک یک دقیقه میتونه هنوز به سمت بالا حرکت کنه. به نظرم منطقیه بایش. همین الان بایش با حساب 26.8 هم یه حساب خیلی کوچیک داد مثلا یه دلار دیگه میتونه بد نباشه و نزدکم من راستی پوزیشنای زیادی که نشون دادم بای نزدک بود، اینجا این کف تا زدم رفت بالا دیگه سریع هم بستم تا بستم هم به سمت پایین حرکت کرد، ولی باز دوباره منطقیه. فکر کنم 5 دقیقه شو همه هم نه نزده همه رو نشده، ولی یک دقیقه رو اینجا نیا کنید پایین پایین این اوردر بلاک مشترک تقریبا یه همر تور و استاپش هم خیلی ریز. مثلا فرض کنید اینجا سیگنال بای شده برای من 17401، استاپش هم 17388، چرا همیشه در حد نمیدونم 15 دلار یا همچیزی استاپشه بد نیست و تارگت حالا تا 17480
این از این تحلیل دیگری ندارم. شاخص دلار نگاه کنیم. فعلا اینجا حفظ هنوز این هم این ناحیه تقاضا، یه همه هم زده اومده شادوش هم پس گرفته، میتونه یواش یواش به سمت بالا بره. آره یادتونه توی پارت قبلی تعلم گفتم اگر یه همر بسته بشه شاخص دلار، یواش یواش میتونم به بایش فکر کنم. خب الان بسته دیگه، چقدر هم همر خوبی بسته کندل قبلی، اومده شادوش هم پس گرفته، یواش یواش میتونم روی بای دلار و سل یورو دلار برم. آره سل یورو دلار منطقیه به نظرم. استاپش هم که بالای ناحیه 1082 رعایت کنیم که اگر هم استاپ شدیم زیاد داستان نش، اصلا من استاپ ترید نکن اصلا. بریم با علیرضا عزیز. خب خیلی هم عالی. خدمتتون عرض کنم که برای شاخص ما یک معامله ابتدا روی نزدک گرفتیم روی لگ اول زمان باز شدن مارکت، اینجاها روی این شادو ریسک کردیم برای خرید که خدمت گفتم استاپش زمانی هست که یک دقیقه زیر این قسمت بسته بشه زده شد و ما با حدود تقریبا 20 دلار اولی معامله رو ضرر کردیم. الان در تایم فریم یک دقیقه من معامله جدیدی که رو صفحه می‌بینید وارد شدم، بعد از ثبت این کندل سبز رنگ یه سری اوردر، دوتا اوردر گذاشتم که یکشو فعال کرده، عدد حدود 407 و دومش هم این پایین ها بود از فعال نکرده. این معامله خرید رو دومین بار ریسک کردم برای گرفتنش. و حالا این معامله رو به چه صورت مدیریت میکنم؟ اول از همه لازم دارم توی 5 دقیقه برگرده بالای 425 که میبینیم اتفاق هنوز نیفتاده و حتی الان کندل ما خب قرمز بود یه بار سبز پسش، حداقل جای امیدواریه. میتونیم اگر شما هم دیدین روی PNL و حالا خریدش رو گرفتین، شرطش به این صورت هستش که من در این معامله میمونم، تارگتاش هم 460-520 هستش، ریس ریوارد خوبی داشت. فعلا تو تایم فریم 5 دقیقه قرار باشه با درصد ریسک بالاتری بخوایم ترید کنیم، صبر کنیم امتیار 5 دقیقه بشکنه بعد برگرد دوباره این پایین ها، میتونیم ریسک کنیم برای خریدش. و این معامله که گرفتیم خیلی اسکلپی یک دقیقه و حالا با اون نشونه‌ای که خدمتتون گفتم و دوستان سلری که در ابتدای لایو ترید من بررسی کردم، هم نزدک رو هم داو جونز رو که خدمتتون گفتم اینها سل هستن، داو جونز رو نزدیک 370 اومد، دقیقاً از سوری 386 ریجکت شد به سمت بالا و این لگ ریزش رو ادامه داد و احتمالش هست باز همینجا تست کنه. داو جونز هم ریسک کردم برای خریدش، کجا الان بهتون نشون میدم. اگر این علامت کره زمین تبدیل بشه به لن که تصویر رو لود بکنه، لود بکن لود بکن لود نکرد، شما یو اس سی رو میشه سرچ کنید روی سیستم هالند، درست شد. خدمتتون عرض کنم که بعد از ثبت این یک دقیقه حالا یک تریدینگ رنج رو تشکیل داده که به نظرم میتونه حداقل یه لگ سعودی دیگه بزنه که انتظار حرکتی که ازش دارم میتونه عدد 500 رو به من بده این لگ سعودی تا اونجا بره، برای همین ریسک هم برای خریدش. و استاپش به چه صورت هستش؟ اگر یک دقیقه اومد و این کندل سبز رنگ رو به سمت پایین شکست، این 427 رو با ضرر خارج میشم تا دوباره برگرده بالای این قسمت. این هم از این موضوع و بقیه مارکت هم که رنجن رنجو و آره رنجو رنجو یه موزیک جدید مود شده، علی میگه که الان تو من رادیم بلد باشه چی بود خدایا. آره آشنا بود نه؟ بذار تو اینترنت سرچش کنم ببینم پیداش میکنم. وای چرا یادم نیست؟ یادم نیست بلش کن. آره اصلا یه چیز عجیب غریبه. خب داو جونز ببینیم اینو میشه یه دقیقه ببنده میره دیگه تا 520 و طرف هم نزدک هم که اوکییم، دوباره اومد تو دل این کندل، یعنی باز هم بهتون فرصت خریدی میداد. به خدمتتون گفتم من دقیقا یکی از نقاط اولین معاملم 406 هست، دومیش هم که 400 رو فعال نکرد و بله نزدک هم ماشاءالله و داو جونز هم ماشاءالله بریم تارگت رو به ما بده در این مارکت رنج، یک سودی رو ببریم و میره دیگه تا 500 احتمال حرکت سعودی باشه. و طلای فاطیما که این یک ساعته هی میاد تو دل این کنه، نه باری کله بچه ها یک ساعت سپای نزنید وای نزنید، برای من بایم ببندم. یک ساعته 27 و شکردن کف کفش زدم، الان تا زمان که دیگه بر نگرده بالای
2800 خطر داره حسن، خیلی خطر داره حسن، بفهم. مرسی، ممنون. تایم فریم 15 دقیقه دقیقه تلاش رو می‌بینی. نه، به خاطر نشستن کنار من موج ساعت می‌فهم. نه حسن، از دیروز باید اینجوری. تایم فریم 15 دقیقه طلا اینجا حدود 2026 یک حمایت دوباره شکل داد که حالا اصلا خودش واسه چی ایجاد شد اینجا که اومد کندل رنج زد بعد رفت بالا، به خاطر این کندلی که حرکت کرده بود سقف بالاتر ایجاد کرده بود. خب الان خیلی مهم هستش دیگه، اگر این شکسته بشه یعنی رفت سقف پایین تر زد دیگه، اینم که یک حمایت شکل گرفته بود. البته خب کفش میتونه همچنان حفظ بشه، میگم واقعا عدم مهم برای طلا 24ه که اگر شکسته بشه ما میتونیم احتمال داشته احتمالش رو بدیم که یه ریزش بیشتری میتونه شکل بگیره و اونجاست که توی پول بک ها میتونیم موقعیت های فروش رو بگیریم. بعد دیگه برای طلا تایم فریم یک ساعته رو ببینیم. آهان، کندل قبلی دوباره از حدود 2300 همونطور که ببینید ریجکت شده و خب زیر این کف بسته شده، یعنی این نکته مهمی میتونه باشه، ولی خب کف اصلی اینجاست که همچنان سر راهش الان یه مقاومت داره حدود 2026 ببخشین یه حمایت داره و بعد از اون این کندل قرمز رنگی که رفته به سمت بالا، مهمترین حمایت ما برای طلا در حال حاضر، یعنی فعلا اینجاست کندل قرمزی که بعد از اون رفته که روز بالا رو ثبت کرده. تو 4 ساعت هم اگر بخوایم ببینیمش دقیقا این کندل ثبته که بعدش کندل رفت که روز بالاتر ثبت کرد که اصلا هنوز نرسیده، یعنی اصلا احتمال ریزش از این ناحیه خب هست به خاطر اینکه عرضه ماه، ولی اینکه تا کجا و اگر کجا رو رد کنه میتونیم ریزش بیشتری ببینیم، دقیقاً باید بگم که این کندل که کف حدود 2023 داره سقف حدود 2026 داره و ناحیه ایست حمایتی فعلا ساخته شده توی تایم فریم 4 ساعته هستن، همین امروز هم این ناحیه ساخته شده توی سشن آسیا ساخته شده، یعنی یک ناحیه جدید هستش که بعد از اون این حرکت شکل گرفته. توی یک ساعت هم که حالا میتونیم ریفاند شدهش رو ببینیم از حدود 2380 تا حدود 24500، خود این کندل رو میتونیم در نظر، کندل قرمز رو. پس این اصلا نکته مهمیه که ما برای طلا داریم، یعنی یک حمایتی شکل داده که تا زمانی که نشکنتش ما نمیتونیم انتظار ریزش بیشتری تو با تارگت های بیشتری رو برای طلا داشته باشیم. فعلا یعنی یه رنجی داریم بین حدود 2030 تا حدود 2026 و این نکته مهمیه که برای طلا هستش. الان هم اگر برم توی تایم فریم 5 دقیقه هنوز نرسیده به این کندلی که یک حمایت رو شکل داده، کفش حدود 26ه و اگر برسه میشه دوباره ریاکشن صعودی بگیره، یعنی ما یک ناحیه عرضه داریم بالای ناحیه عرضه، جای خوبیه برای این که با استرون استاپ کوچیک داره برای سل، برای موقعیت بای 26 رو الان داریم توی تایم پایین، ولی خب 23 که کف اون کندل 4 ساعت هست میتونه جای بهتری باشه، چرا استاپ کوچیک‌تره و میتونه نقطه امن ما باشه، با استاپ کوچیک‌تری بتونیم وارد بشیم ولی ممکنه هم نرسه، یعنی اینو باید دیگه توی لایو بازار منتظرش باشیم. الان چه نکته مهمی دارم میبینم توی تایم فریم 5 دقیقه؟ میبینیم اینجا کندل ریجکتی از 2026 800 داریم، 2 دقیقه دیگه این کندل بسته میشه، خب بعد ببینیم تایید میشه یعنی بالای اون بسته میشه، یعنی نفوذ خوبی توی این کندل قرمز شکل میگیره، یعنی که میاد زیرش بسته میشه. اگه زیرش بسته بشه ما احتمال ریزش بیشتر و رسیدن به همون حمایت مهممون رو داریم، یعنی اینجوری احتمالش بالا میره، ولی اگر تایید کنه دوباره حرکت به سمت بالا، دوباره تا سقفی که داریم حالا و اینکه ببینیم واکنش بهش چی. این از طلا. چارت نقره رو با هم ببینیم. نقره دوباره رسید به حمایتی که داشتیم، من تایم فریم یک ساعته رو میارم. حالا ببینید اینجا حمایت ما بود دیگه، یک بار رفت تا سقف تریدینگ رنج، از سقف دوباره ریزش کرد و الان ما توی تایم فریم 15 دقیقه بود یا 5 دقیقه، 15 دقیقه این کندل رو داریم، میتونیم برای خودمون بکشیم و ببینیم تایید میگیریم ازش یا نه. الان که یه ریاکشن خوبی ازش داشته همونطور که میبینید، یعنی ریجکت شده. بفرمایید، خواهش میکنم. دوستان، داده ای که همین الان منتشر شد، اعتماد مصرف کننده اتحادیه اروپا منتشر شد، عدد قبلی منفی 16.1، پیش بینی منفی 16 و عددی که منتشر شد منفی 15.5، کمی بهتر از عدد قبلی یا عدد پیش بینی که میتونه
یورو رو قوی بکنه تا حدودی، از طرفی هم میتونه تاثیر مستقیم روی طلا داشته باشه و طلا رو به سمت بالا حرکت بده. ببخش. مرسی، ممنون، خیلی هم عالی. نقره رسید به اون ناحیه ریفاین خوب که یه استاپ کوچیک داشت. اگر که دیده بودم اینجا ارزش ورود داشت چون استاپش خیلی کوچیکه. ببینید دقیقاً روی این کندل ریفاین ما اومد. ببینیم تایم پایین در چه وضعه، فعلا توی 5 دقیقه 1 دقیقه مونده بسته بشه، داره یه پین بار خیلی قشنگ شکل میده و توی تایم فریم 1 دقیقه هم بله انگالف رو کرده و داره حرکت کنه. نقره خیلی خوب از اینجا حرکت کرده به سمت بالا، ناحیه‌ای بود که داشتیم اتفاقا ریفاینش رو هم براتون توی لایف کشیدم. خب ببینیم اگه که دوباره یک فرصتی بده میتونم اینو در نظر دارم، چون به نظرم جای خوبی بود، مخصوصا اگر دیده بودم رسیده به این ناحیه سبز کمرنگ تر، چون ریفاین شده بود و یه استاپ کوچیک داشت، خیلی میتونست خوب باشه برای ورود. حالا ببینیم اگر یه بکی داشته باشه. البته خب آره، اگر یه بکی داشته باشه و دوباره استاپ کوچیک بده، دوباره میبینم توی یک دقیقه میتونم وارد بشم یا نه. این از این موضوع. نهره رو دیدیم، طلا رو هم دیدیم، طلا دوباره برگشت، دیدین دقیقا از حمایت دوباره برگشت، تایم فریم 5 دقیقه 20 ثانیه دیگه بسته میشه، داره تایید میده، یعنی الان یه پین بار داریم که داره تایید میشه، یعنی دوباره میتونه تا سقف حرکتش رو داشته باشه با توجه به چیزی که الان توی تایم 5 دقیقه دارم در لایو بازار میبینم. این هم از طلا و نقره. بریم یکی دیگه از ارزهای درخواسته شما رو با هم ببینیم. اتریوم از تایم فریم دیلی یا حتی هفتگی شروع کنم، ببینیم اصلا کجای چارت هستیم. نکته که مهم هستش، ما اینجا از یک حمایت هفتگی حرکت رو میبینیم که شروع شده برای اتریوم و داره میرسه به مقاومت ها، عرضه های هفتگی که میتونن جلوش رو بگیرن، سر راهش هستن. حالا من روی چارت کشیدمشون، بریم تایم فریم پایین تر رو با هم ببینیم. توی تایم دیلی نکته مهم چیه؟ اینجا خب یه ناحیه بوده ولی رفته سقف ناحیه من حدود 2993000 ولی رفته تا حدود 3030 و ریزش کرده، این نقدینگی گرفته و ریزش داشته. فقط نکته ای که هست و مهمه، اتفاقا این کندل دیلی برای اتریوم هم مهمه، چون اگر که اینگات بکنه میتونه نشونه ای باشه که یه ریزشی میتونیم تا حدود 2720 داشته باشیم که این ریفاینه یک ناحیه است. اینجا میبینیم دو تا کندل رنج زده، قیمت یه لگ سعودی ثبت کرده، این ریفاینشه، منشأ حرکتشه و بعد از اون اینجا یک ناحیه شکست داریم، عدد بوده 2618 که می‌بینیم کشیدم ناحیه حمایتیش رو هم، یعنی منشأ حرکتش رو کشیدم. می‌بینیم حالا توی تایم‌های پایین با هم می‌بینیم. پس این موضوع مهمی که برای چارت اتریوم داریم در حال حاضر، کندل دلی امروز رو باید زیر نظر داشته باشیم حتما و توی هفتگی هم داره میرسه به یک سری نواحی عرضه. البته الان رسیده دیگه این ناحیه‌ای که من خودم داشتم توی تایم فریم دیلی، اما با بدنه در واقع کندل هستش، یعنی یک کندل رنج بیس خاص رو نداریم، بدنه کندل ها رو میبینیم که یه ناحیه ساخته شده. تایم فریم 4 ساعته رو هم میارم که با هم ببینیم چه چیزی مهمه. ببینید دقیقاً اینجا توی 4 ساعته یک سقف شکست 2840 و یه نکته مهم دیگه، اینجا شادو کندل تا بادی رو گرفتم که توی یک ساعت احتمالاً بیسش، کندل بیسش رو داریم. بله دقیقاً اینجا اگر بیایم توی کندل یک ساعته ببینیم یه بیس دوجی شکل گرفته و رفته بالا، منشأ حرکت ماست که به عنوان یک حمایت داریم روی چارت. اما از اونجایی که توی هفته ای رسه به یک ناحیه و توی دیلی هم اگر تایید بشه بای ها بهتر که حتما با تایید باشه، ولی اگر تاییدی داشتیم استاپ پوشی بود میتونه ارزش ورود داشته باشه با توجه به اینکه روی در واقع منشأ های حرکتی هستش که سقف شکسته شده. یه عدد جذاب دارم اینجا، ناحیه‌ای که در واقع سقف شکستی که روی چارت هستش که اگه برسه حتما برای خرید زیر نظر میگیرم، اینجا قیمتش رو میبینین و حالا ناحیه های بعدی رو که کاملا دارین روی چارت میبینین. تایم فریم های پایین تر رو ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب اینجا یک در واقع ناحیه خودش ساخته شده، من اینجا رو داشتم که میخواستم قیمت رو زیر نظر بگیرم، رفت یک حرکتی داشت و دوباره اومد به سمت پایین، یعنی الان اصلا اینو حس میکنم جدید آپدیتش رو میکشم. الان در حال حاضر اینجا یک عرضه ساخته شده که اگه برگرده ما دوباره باید ببینیم تاییدی میبینیم برای موقعیت های فروش یا نه.
ولی یه نکته مهم رو هم باید در نظر بگیریم راجع به عرضه بعدی که میتونه اعداد بالاتری باشه و اگر از این ناحیه گذشت من تایم بالا رو میارم که راحت‌تر بتونیم ناحیه بعدی رو ببینیم. 4 ساعته رو آوردم الان. اگر بریم روی هیستوری قیمت و من چارت رو زوم کنم که شما ببینین، اینجا حوالی جایی که قیمت داره نوسان میکنه که توی 4 ساعته من این کندل های رنج رو هم رسم کرده بودم، کلان پاکش کردم واسه عرضه. و خب جای بعدی یک سقفیه که از حدود 3120 هستش تا حدود 3170 و اگر بخواد از این ناحیه عبور کنه میتونه تارگت بعدی باشه، که البته الان این عرضه رو داره دیگه. الان توی تایم فریم 4 ساعته داریم میبینیم، توی 1 ساعته رسمش کردیم، ولی میگم کلن روی چارت داشته باشین در تحلیل بلند مدت میان مدتش، میگم این نواحی رو روی چارت برای خودتون داشته باشین. و حالا توی تایم فریم 1 ساعته کجا میتونیم اگر تایید داشته باشیم موقعیت های بای رو بگیریم؟ یکی خب اینجا دقیقا یک ناحیه ساخته شده که در واقع شکست تایید شده، این شکست 2850 تایید شده که یک بار بهش برخورد کرده، دوباره بهش برخورد کرده، الان بار سوم هستش که داره میرسه و خب روی این حمایت میتونیم بگیم هستش، ولی بر من اون منشأ حرکت خیلی جذاب تره. ولی به هر حال اینجا هم حالا زیر نظر میگم، ولی یک ساعتش خیلی جذاب نیست و یک ساعت قبلیش با اینکه شادو ریجکتی داره. تایم فریم های پایین ترش رو ببینم، تایم فریم 15 دقیقه ببینید اینجا پین بار داشتیم تایید نشده، یه مقاومت هم سر راهش داره تو همین نزدیکی ها 2919 تا 2927 و یه تایید خوب اگر شارپ از اینجا بگذره اون وقت میتونه دوباره تا این ناحیه حرکت رو داشته باشه. حتی توی 15 دقیقه ما اینجوریم ریفاینش رو هم بکشیم برای خودمون این کندل رو. این هم از نواحی مهم و تحلیل ارز اتریوم. آرسا جان بفرمایید. سلام دوستان، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. رادین هستم در خدمتتون، یه ساعت و 20 دقیقه پایانی لایف ترید رو هم در خدمتتون هستم. من کلاس داشتم اومدم الان دوباره توی لایف در خدمتتون هستم. بریم که زودتر شروع کنیم تحلیلمون رو، از بیت کوین شروع کنیم. در تایم فریم 4 ساعته داریم بیت کوین رو می‌بینیم، یک ریزشی رو استارت زده. خب این ترند لاینی رو که داشتیم شکسته رو به پایین و حرکتش شروع شده، اما فعلا تا وقتی که کف 5640-50 رو تقریبا زیرش کندل 4 ساعته تثبیت نداده، دوباره اگر معاملات سل بخوایم بگیریم منطقی نیست به نظر من. چرا؟ چون اگر اینجا رو نشکنه و زیر این کف تثبیت نده، ممکنه که این سقف شکسته بشه بعد از حرکت دوباره به سمت بالا و بریم برای اعداد بالاتر برای بیت کوین. پس 40 دقیقه بعد خیلی حیاتیه که کندل 4 ساعته ما چطور قراره بسته بشه. آیا زیر این کف میتونه که تثبیت بده یا نه؟ اگر تثبیت داد اومد اینجا برای ما کندل بست توی پول بکاش که احتمالاً از این محدوده پول بک بزنه به سمت بالا، این سقف دوباره ارزش ریسک کردن برای معاملات سل رو خواهد داشت برای ما. حالا اگر دوستانی هستن که معاملات سل رو روی بیت کوین هنوز نگرفتن یا میخوان که خیلی محتاطانه تر عمل بکنن، طبق استراتژی MTR عمل بکنن، این اتفاق باید برای ما روی چارت بیفته، فعلا باید صبر بکنیم. دامیننس تتر رو هم که نگاه میکنیم، کم کم داریم اینجا تشکیل برادینگ چنل رو میبینیم، کانال پهن‌شونده رو اینجا ما داریم میبینیم، شکست هم داریم میبینیم، براش سقف شکنی هم اتفاق افتاده. ممکنه که اینجا برای ما یک کفسازی اتفاق بیفته و بریم که کندل هفتگیمون رو ببریم سبسترش بکنیم، برسونیم به حدودای 5.5%. یعنی به نظر من پتانسیلش رو داره که دامیننس تتر بیشتر هم بخواد به سمت بالا حرکت بکنه و ریزش بیت کوین رو تایید بکنه. ببینیم چه اتفاقی براش میفته. فعلا هم جهت با پوزیشنیه که چند روزی باز داریم و اوضاع اوکیه برای ما. اگر یادتون باشه دیروز برای BNB یک محدوده مشخص کردم و این وج رو هم در موردش صحبت کردم. یه محدوده برای BNB مشخص کردیم، اینجا بود، این محدوده تقاضا بود، اومد روی این محدوده خیلی کوچیک یک پینبار خیلی تمیز زد. اگر بخوایم بعد پینبار رو حساب بکنیم، از بعد پینبار
BNB 7% رفت بالا. دوستان BNB اگه بخواد 7% حرکت بکنه خیلیه، گامای حرکتش خیلی کوچیکه، خیلی به زور حرکت میکنه درصدی، و 7% برای BNB خیلی عالیه که این ستاپ رو با هم دیروز چیدیم بعد این پینبار تمیز که دقیقا یه ساعت بعد لایف ترید اتفاق افتاده. ببینید چه پوزیشنی به همون داد BNB، آربار 5 رو هم به همون داده توی یک روز، خیلی عالی بود. و دقیقا هم از محدودمون میبینید که ریاکشن رو ما داشتیم، حالا این شادو رو زده و اومده بعدش تایید داده. من از بعد پینبار تازه سودش رو میگم، از توی محدودم بخوام بگم BNB حدود 8-9% بالا رفته از محدوده‌ای که دیروز در موردش صحبت کردیم. دوج کوین رو اگه یادتون باشه اینجا بود، این کندل ما قرمز بود، حدود این قیمت بود. خدمتتون گفتم که دوج کوین میتونه تا کجا حرکت بکنه، تا این قسمت، تا این کندل ها یک حرکت غافلگیر کننده بزنه و رشد غافلگیر کننده ای رو داشته باشه. دقیقاً میبینید از همون لحظه‌ای که من گفتم دوج کوین حرکت کرد، رسید به محدوده ما، 6% اومد بالا توی همون چند ساعت، و بعدش از همون محدوده‌ای که گفته بودم ریزشش اتفاق افتاد. دقیق حرکت‌های دوج کوین رو با هم پیش بینی کردیم، خیلی عالی بود. امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشید. دقیقاً من صحبتم چی بود؟ اینکه به این محدوده اگه برسه، چون بازار قراره بعد اینکه این به اینجا برسه ریزشی بشه، میتونیم یک پله سیو سوت رو در سبد هولدمون در نظر داشته باشیم. و میبینید که به اینجا که رسید، برخوردش رو که داشت، دوج کوین 10% هم ریخت بعدش. یعنی دیگه تحلیل بهتر از این برای دوج کوین توی بازه زمانی یک روزه نمیتونستیم داشته باشیم. البته دو روزه فکر کنم، اینو پیروز گفتم، آپدیت تحلیلش رو گفتم که خدمتتون بگم. در مورد وی چین خواستم صحبت بکنم، چون حالا اینجا یک اسپای که خیلی خوب به سمت بالا زده، گفتم شاید اینجا رو، این حرکت رو بخواید فلگ در نظر بگیرید و بعد شکستش بخواید خرید بزنید. به نظر من خرید نداره ویچین دوستان، و این فلگ رو حتی اگر بشکنه اون تارگتی که باید و شاید رو احتمالاً نده. حالا خیلی هم ممکنه که دوباره یه لگه دیگه استارت بزنه، چون خریدارها هنوز توی بازارن، هنوز ما 30% این اسپایکی هم که به سمت بالا رفتیم و اصلاح ندادیم، و ممکنه که از هر قسمتی از این چارت با هر پرایس اکشن سلری هم که باشه یه حرکت قوی رو به بالا استارت بخوره. اما دیدگاه خود من اینه که این اصلاح فعلا خرید نداره، ویچین جا داره که همینطوری بیاد پایین‌تر، حداقل تا این محدوده. به اینجاها برسه خرید داره به نظر من. اگر جا موندیم باید صبر کنیم که برسه به این محدوده ها، به این شکل اینجاها میتونیم که خریدش رو داشته باشیم، تا اون موقع باید صبر بکنیم. در مورد ریپل میخواستم صحبت بکنم، دیروز با هم تحلیلش رو داشتیم که اگر به این محدوده رسید میتونه خرید داشته باشه برای ما در تایم فریم روزانه. ببینیم این محدوده رو به خاطر این کندل مشخص کردم خدمتتون، محدودمون روزانه است، هنوز دو سه روز آینده رو هم وقت داریم که بخوایم ازش یه ستاپ خیلی خوب برای خرید شکار بکنیم. یعنی مثلا ناامید نشیم که دیگه برخوردشو کرد داره میره بالا، تا اینجای کار دیگه 2% رفت بالا تموم شد، نه، چون محدودمون دیلیه، تحلیلمون در تایم فریم دیلی بوده و مومنتوممون در تایم فریم 4 ساعته هنوز پابرجاست و به سمت پایین داره حرکت میکنه، میتونیم که انتظار داشته باشیم ریپل نفوذ بیشتر رو داشته باشه. اگر برسه به این محدودمون، نشونه های قیمتی رو بررسی میکنیم و دنبال معاملات خرید همچنان خواهیم بود برای ریپل، اگر از این پوزیشن قبلی جا موندیم، چون بازار الان یه جوری برای اکثر آلت کوین ها وسط حرکتشه. من دارم تحلیل ها رو یه جوری آپدیت میکنم برای کسایی که جا موندن، ما روی اکثر ارزها خرید یا فروششون رو طبق تحلیلشون داریم و روی سود هستیم تا اینجای کار. ماتیک رو ببینیم. خب ماتیک هم دوستان طبق همون تحلیلی که خدمتون داشتم، اینجا برخورد کرد، یه حرکتی به سمت بالا داشت، حالا این رو من انتظارش رو نداشتم، ولی همونطور که میبینید بعد اینکه 5-6% رفته بالا دوباره ریزش شدید استارت خورده براش. برای ماتیک تحلیلمون چی بود؟ تحلیلمون میانه مدت خرید بود و تا چند فکر میکنم 7-8% هم توی سود رفتیم از در موقعی که صحبت کردم در موردش. اما دیروز خدمتتون هشدار رو دادم که تحلیلم برای ماتیک سعودی هست، اما چون بازار قراره بریزه و دامیننس بیت کوین همچنان رو به بالاست،
امروز هم احتمال داره که همچنان رو به بالا حرکت بکنه. ماتیک رو اجازه بدیم نفوذ بیشتری داشته باشه، ریزش بیشتری داشته باشه، احتمالاً اصلاحش عمیق بخواد بشه. از اینجاها خریدش رو نذاریم، بخوایم با استاپ کوچیک نگهش داریم برای تارگت های میان مدت. اینم از این، من برم بقیه واشیستم رو چک کنم، فعلا بریم با آرسا، برمیگردیم من بقیه تحلیل رو ارائه میدم. خیلی عالی، مرسی رادین. بریم سراغ باقی ارزا. از TRX شروع میکنم، ارزی که اصلا دوستش ندارم. بارها گفتم ولی خب درخواست شما بوده، باید بررسیش کنیم. چرا دوستش ندارم؟ به خاطر اینکه حرکات تکنیکالی نداره. علت هم داره این قضیه، به خاطر اینکه هر خرید و فروشی و حالا هر بذاری میخوام سانسور شده و یه چیز بگم، حالا کار غیر قانونی هم بخوان انجام بدن بیشتر با این عرضه، هر دو فروشی بخوان انجام بدن بیشتر با این عرضه و جا به جایی ها با اینه، برای همین زیاد سانسور شده نبود دیگه، آخری گفتن با این پول، با این عرضه اتفاق میفته، برای همین زیاد تکنیکالی حرکت نمیکنه و مسیر خودشو میره دیگه. برای همین حالا بریم تحلیلش رو داشته باشیم. تایم فریم روزانه، آخرین تحلیلی که برای ارزی که تکنیکالی نیست انجام دادیم، روی ناحیه‌مون به سمت بالا حرکت کرده، یعنی باز واسه ارزی که تکنیکالی حرکت نمی‌کنه ناحیه اوردر بلاکی که داشتیم مثل ساعت کار کرده. تحلیلمون چی بوده؟ روند صعودی داشتیم و یک ناحیه اوردر بلاک رسم کردیم، محدوده 0.098 و برگشت قیمت بهش باعث حرکت به سمت بالا شده. خیلی قشنگ. البته من تارگت های 11 سنت رو داشتم، 12 سنت رو داشتم ماکسیموم و شکسته و داره میره واسه تارگت 14 سنتی که روی چارتمون هست. دوست دارم ببینم چند درصد نوسان بوده و بعد بریم تحلیل در حال حاضرش. 42% توی 60 روز. تایم فریم هفتگی یه دقیقه بیاریمش. همین عدد 14 سنت خب عدد مهمیه براش و اگر ببینیم یه دقیقه کل چارتو نزدیک میتونم بگم سقف خودشه دیگه، زیاد با سقف تاریخش فاصله آنچنانی نداره تایم فریم های بزرگ. این نکته رو بعد در نظر داشته باشیم. 14 سنت عدد مهمیه، 14 سنت عدد مهمیه. تایم فریم های روزانه نشونه برگشت رو نمیبینم، 14 ساعته نمیبینم، 1 ساعته نمیبینم، ولی اصلا مهم نیست. هر چند این سقف و کفو داره حفظ میشه، ولی ما میتونیم در نهایت روی عدد 14 سنت نوساناتی رو برای این ارز داشته باشیم و ریاکشن هایی رو بتونیم بگیریم. این ارزم تیک بزنم بریم سراغ بعدی. فانتوم رو تحلیل کردیم ولی خب یکی از شما از خیلی زیاد دوباره نوشتادش، برای همین یه بار سریع نگاهش میکنم. خدمتتون عرض کردم دیگه، محدوده داشتیم، عدد 39 سنت اول لایف ترید گفتم روی این میتونه بای داشته باشه، ریسکیه ولی خب جاش بد نیست. یه درصدی حدوداً حرکت کرده، روند سودیه برای این ارز. اعداد پایین‌تر اعداد جذاب‌تری هستند، عدد 37 سنت و 34 سنت، ولی همین جایی هم که هست همینطور که خدمتتون عرض کردم میتونه که نوسان ببینه. همین الان هم داریم میبینیم که خیلی خوب تونسته حرکتش رو داشته باشه نسبت به این محدوده. ریسکه، تایم فریم کوچیکی ناحیه رو داریم، یه استاپ 3 درصدی، تارگت 9 درصدی، ماکسیموم تارگت 9 درصد، گره اول 40 سنت، بعد سیب سود بشه. سریع ازش میگذرم. یه جفت ارز خواستین، اون رو هم ببینیم. من جفت ارز ها رو تحلیل نمی کنم زیاد، یعنی زیاد علاقه ندارم، ولی یورو یو اس دی رو فقط خیلی تکنیکالی میبینم و دوست دارم، ولی درخواستی شما بوده. بذاریم بریم ببینیمش. تایم فریم روزانه، نکته ای که وجود داره تایم فریم روزانه، چارت هم خامه خامه دیگه، بعد با هم دیگه بررسیش بکنیم. ما یک لگ داریم از اعداد 79 سنت تا کف عددی 61، درسته؟ بریم ناحیه اوردر بلاکش رو رسم بکنیم. یه ناحیه اوردر بلاک اینجا داریم، یه لحظه ببینم. اوکی، یه ناحیه اوردر بلک اینجا داریم، سقف زده شده، پول بکش ارزش بای کردن داشته، قشنگ هم حرکت کرده، وارد ناحیه‌ای شده که کف آخر رو تشکیل داده، دوباره ریاکشن نسبت بهش ایجاد کرده. روند کلیش تو تایم فریم های بزرگ سعودی هستش با توجه به این سقفی که اینجا براش زده شده. تایم فریم رو کوچیک‌تر کنیم، تایم فریم های کوچیک‌تر بررسیش بکنیم. این لگی که اینجا داریم، این کفی که زده شده براش بدون پول بک باعث ریزشش شده،
الان عددی که میخوام خدمتتون عرض بکنم عدد 63 سنت 63 سنت و 63 و حدودا 64 بگیم، بذاریم عدد روند بگم 64 سنت این دوتا عدد میتونه باعث ریاکشن به سمت بالاش بشه و یه ناحیه بین روند اسکلپی هم بخوایم داشته باشیم این کندله، عدد 66 سنت برای سلش. بعدی رو ببینیم، سولانا، سولانا رو ببینم، آدا رو یه بررسی بکنیم، طلا و نقره هم ببینیم، بعدش سری سعی می‌کنم اینا رو تو این دور هندل کنم. تایم فریم 4 ساعته نکته‌ای که وجود داره برای سولانا، ما تایم فریم بزرگش رو خب عدد 120 دلار رو داشتم از تایم خیلی طولانی برای سلش. تا نزدیک شرکت کرده یه اختلاف جزئی رو نادیده می‌گیریم، 2% 1.5% رو واقعا بعد دیگه نادیده بگیریم. وقتی از اعداد 90 دلار من دارم عدد 120 دلار رو براش می‌بینم، دیگه وقتی میرسه به اینا یه اوردر بلاک، مسلماً شما هم اینطوری هست که یه مقدار آلارمتون رو میذارید نزدیک ناحیه و متوجه این میشین که به محدود نزدیک شده. این محدوده 120 رو داشتیم، 1.5 دلار با اختلاف بهش ریاکشن داده، سلش رو پیش بینی کرده بودیم، خیلی قشنگ اتفاق افتاده، کفه زده شده، پول بک دوباره هم داده، یعنی یک فرصت ورود دیگه رو عدد 114 بهمون داده و ریزش استارت خورده. الان من تارگت های 93 رو براش میبینم، یعنی تارگتی که دارم 50% این روند روی 93. عدد بعدی براش همون عدد 93 دلار هستش و در نهایت کل این موج رو بهمون پس بده رو افتاده رو اعداد 79 دلار بتونیم ازش ریاکشن ببینیم. سلش هم که دیگه الان جای قشنگی نیستش. سولانا رو هم تیک بزنم، آدا رو بریم یه دور ببینیم، بایش رو خدمتتون عرض کردم، پول بک کاملم داشت به ناحیه روی 58 و داره حال استارت بای خورده، کندل های 1.7% هم توی سوده، کندل های 1 ساعته هنوز تاییدیه نده، ولی خدمتتون عرض کردم ریسکی اگر کار میکنین اوکیه. 15 دقیقه کندل های بعدی بسته نشده، استاپ این میتونه بستگی کاملا به میزان حجمتون و هزاران چیز دیگه داره، میتونه استاپش اگه ام بخواین عدد 56 سنت چون تارگتش تارگت بزرگیه، ولی اگر نه خیلی نمیخواین ریسک بکنین 56 و 78 هم میتونین داشته باشین، ولی بهترین عدد براش این عدده اینجاست 56 و 57. این از این نقره و طلا رو هم ببینیم سریع. من نقره رو یه بای حساب شخصیم دارم روی محدوده ای که داشتم روی 22.96 چون سقف و کفی بود که داشتیم، وارد شد نقطه ورود، دقیقا بذارین خدمتتون عرض کنم، الان دقیقا نقطه ورودمه، یه مقدار بالا گرفتم، دو پله گرفتم در واقع، یه پله 23.20 گرفتم، یه دونم 22.96 گرفتم، دو پله حجم گرفتم، یه مقدار ریسکیه. اول صحبتام برای نقره گفتم این سقف و کفی که داره بینش رج می‌کنه، فنری که جمع کرده زیاد جذاب نیست، بر همین تو پی ان ال هم پوزیشن رو نمی‌بینید، ولی میتونه که به سمت بالا حرکتش رو داشته باشه. شکست سقف یا کف تثبیت بالاش تارگت هایی که میتونه بهمون بده اول لفترید خدمتتون عرض کردم. طلا رو هم سریع ببینیم و بریم با آقا علی. طلا که روی اعداد خیلی جذاب توی واچ لیست 2031.70 سلش رو داشتیم، ریزش بی‌نقص اتفاق افتاد از اون عدد، واچ لیست رو دوباره میگم جدی بگیرین. الان برای طلا عدد 2024.23 جاییه که من دیگه میخوام روش پوزیشن بگیرم، اینجاها کاری به طلا ندارم به نظرم. این روی این عددی خدمتتون عرض کردم میتونیم ریاکشن ببینیم، تاییدیه مهمه به خاطر اینکه اگر این عدد رو بشکنه طلا رو میتونیم تا عدد 2018 هم به راحتی ببینیم. اولین عددی که بعد ریاکشن نسبت بهش داشته باشیم 2023.88 هستش. اینم از این بریم با آقای بفرمایید. خسته نباشید. خب دوستان، کیا یادشونه که چند روز پیش گازو برای اولین بار تحلیل کردم، گفتم روی دیمند هفتگیش اومده و بعد از تاییدیه بخرید و حتی چند ماه نگاش نکنید. کی یادشه؟ جوابی نمیشنم. یکم بلندتر. صدا شما نمیاد دوستان. خب توی دایرکت تعدادی تشکر کردن و گفتن که چقدر جذاب بود، حدود 23% گاز رفت بالا روی همین دیمند و خیلی خیلی جذاب بود. برخورد اول یک دیمند هفتگی بود، باید اطلاع داده میشد دیگه، و بعد از این همه ریزش چقدر خوب 400 سوینگ، حتی من این ختم الان همون تله قبل سوینگ رو شکوند و خیلی خوب یه روش در حد اشتباه گفتم 23% خالی بستم. حتی از این پایین ترین جایی که بوده تا این بالا ترین جاش بازم 23% نیست، 17% بوده، 17%، حالا اصلا بگی 10%، خیلی سود خوبی بود، مهم نیست. آره، ولی خارج از شوخی بعد از سعید اینجا تا اینجایی که رفته 15%، خیلی 15% رشد خوبیه.
و این تازه ابتدای کاره. به نظرم چندین هفته و چندین ماه و چندین سال و چندین قرن صبر کنید تا برگرده به صفحه قبلش. اگر برگرده آره اون دکمه کلوز رو بذارید نتیجتون بزنه و یک ارث توپل برمغان بیارید براش. آره 550% جا داره که گاز بره بالا اگر برگرده به صفحه قبلش. بوده بوده عراج 550%. خب بیمزه نه با چیز بودم بینندگان عزیز بودم بیمزم خودتونی. خب دوستان دیگه چه خبر؟ خوبی خوش میگذره؟ بریم برای تحلیل نفت عزیز که استاپ من زد یه ریزش کوچیک انجام داد و الان رفت بالا دیگه. استاپ دوستان جای درست بود، استاپ جای درست بود، دیدی جای درست بود، آخرش استاپ زده میشد. چرا بالاتر زده بشه؟ بذار اونجا زده بشه بره دیگه، تکلیف معلوم شد دیگه. خب انشالله که بریزه ولی با این کارات اوکی یار. شاخص دلار دوستان اگر یادتون باشه اینجا آخرین پارت گفتم این همه را میشه اسکلپ بای بریم روی دلار و سل های یورو دلار. من این بالای بالا بعد از این همه رای معکوس حجم نسبتاً ایدئالی رو برای یورو دلار سل دارم. نمیدونم رو پی ان ال دیدین یه لحظه یورو دلار من باز شد و بسته شد، خیلی سریع گرفتم و بستم و خیلی جذاب بود. اینا همه رو نکنید مجموعش قابل توجهه، ولی بر اساس استراتژی جدیدم خیلی خیلی منطقی با ریسک نسبتاً کم. دوستان ریسکش مدیومه، نه زیاد نه کمه، جای درست وارد میشیم. یعنی واقعا چون وین ریتش خوبه میشه گفت ریسکش کمه. اون وین ریت خیلی تاثیر میذاره. شما وقتی از 10 تا ترید 8 تاش 9 تاش به هدف بخوره و اون چی میگن سودو بگیرید، حالا یکی دو تاش هم یکم داستان بشه یکم بالا و پایین، آخرش استاپ رعایت میکنم با یه ذره بشه میانگین و برایندش میشه یک نو مدل ترید نسبتاً مدیوم روی پایین کم ریسک، چون وین ریتش خیلی خوبه و شرط خاص خودشه داره. اینجوری نیست که فقط بیاد روی اوردر بلاک همه معکوس سله بزنی، نه شرط خاص خودشه داره و این روشو هر کسی توی زندگیش داره، نه فقط برای ترید. هر کسی روی زندگی خودش شخصا میتونه یک سری استراتژی‌ها داشته باشه که واقعا میتونه جذاب باشه براش. خب دوستان نزدک خیلی جذاب رفت بالا اینجا، ببینید بایش اینجا داشتم کف بستم، فقط بایستی تمن نکرد با این روشی که انجام میدم سریع سریع به سود تمام. بعد که رفت بالا ای کاش نبستم، ای کاش نداریم، همون شد رفت یه سودتو گرفتی دیگه چی میخوای. الان دوباره نزدک دوستان نکنید توی 5 دقیقه سقف جدید زده، اومده اینجا شاید تشکیل چاک داده باشه، اینجا باز دوباره اومده پایین. به نظرم اینجا دوباره میتونیم وارد بای هایی برای نزدک بشیم. ببین یه لایف ترید داشته باشیم یکم جذاب باشه با هم دیگه. نزدک بریم رو بایش، حالا همین الان استاپ میشه، بریم رو بایش. یه کندل بیشتر نمیگیریم و اینجا هم منطقیه که استاپمون رعایت بشه روی 385. فقط دیگه دستی میبندیمش دیگه، امید به خدا یکم یازرا یا فلان تمام. به همیشه یک کندل رو گرفتی اومدیم بیرون، یک ثانیه تمام. آره دو آره دیگه هستمش دیگه بس دیگه نشد حسن. یکم زود دوستان گول خورید، ولی خدا رو شکر آموزشی بود، آموزشی ها بود پرو سود باشید. بریم با رضای عزیز الان استاپ میشن. خوبه الان. خب دوستان عزیز نزدک رو ما در دور گذشته در تایم فریم 5 دقیقه خریداری کردیم، اینجا دقیقاً پیشنهاد خریدش رو دادیم. خدمتتون گفتم سلزونه اینجا اولی مقاومت قویش هستش. من خودم کامل معامله رو خارج نشدم، ریسک فری کرده بودم و فقط 30% رو اینجا سیو سود کردم که الان اومده ریسک فری رو زده. فعلا با توجه به اینکه این کندل رو در واقع ما این حفظ شده خب حدود 400، اما این لگ آخر شکسته شد، فعلا بعد یک دقیقه بیاد بالا 414 بخوام دوباره خریدش رو بگیرم، یه لحظه 5 دقیقهش رو ببینم. 5 دقیقهش این کندل خوبیه و تقریبا هم حفظش کرده، شاید دوباره بره بالا، یعنی باز هم ارزش ریسک داره که الان خب قیمت فاصله گرفت. این صدا که
تا بیاد برسه به شما من سریع بگم خدمتتون که به چه صورت هستش و الان علی جان رو سودی رو آره بسمش علی رضا ببخشید من اونم وسط دعوت پریدم دوفا اختیار میپرسن تو دایره شهرام کجاست شهرام کجاست شهرام ما متاسفانه از دست دادیم شوخی میکنم در لایف ترید وی آی پیه باشه فهم در لایف ترید وی آی پیه جای همه دوستان خالی نمیدونین داره چیکار میکنه با فردام که لایف ترید فردا علی رضا نیست منم آره پنج شنبه است وای دیدی قاطی کردم پس فردا علی رضا است شما چه خبرای خوبی جان یکی اشتباه جان حجم مارکت های مثلا یو اس 500 و نزدک و اینا رو از کجا ریسرچ میکنه؟ سرچ میکنه؟ نه اصلا روت میشه 500 داره من بده کاری میه سوال میپرسی؟ به خود نه از هم خب ببینید شما هر بروکری که کار میکنیم بیانید بیانید چارت مثلا ما آها چیه سوالت؟ حجم خود مارکت بهش آها حجمی که الان داره ترید میشه دو تا سایت هست بیبی پیپسه بذاریم ببینیم استاک هم داره من خودم فینویزو یه قسمتش استفاده میکنم نمیذاره که صحبت کنم ببینیم فینویزو میاریم بایی داری یه سر بگو تا بهتر بچم خواهیم کنم بذارین اگر پیداش کردم اسکرینر اینجا ما تو قسمت اسکرینر میتونیم مثلا اکسچنج رو انتخاب کنیم نزدک بازار نزدک و نه شاخص نزدک بعد میایم بین شاخص هم شاخص نزدک رو انتخاب میکنی بعد اینجا سکتورش رو کاری نداریم میذاریم روی همه این قسمت هم کاری نداریم خلاصش که مارکت کپ اینا رو دیگه کاری به فیلتر نداره میاد برای شما دستبندی میکنه بر اساس ولومی که الان توی مارکت هست مثلا الان بیشترین ولوم امروز این لحظه توی اپل 8 میلیون دلار الان داره معامله میشه بعد یه باره میاد رتبهش ای بی ام بی 800 هزار دلار یعنی اینو البته یه اشتباهی داشتم معلومه درستش کنم این ولوم رو کلیک میکنم که به ترتیب از بالا به زیاد باشه که الان من این کار رو کردم اصلاح میکنم رتبه اول برای تسلا هست 30 میلیون دلار داره ترید میشه 14 میلیون دلار آمازون هست به همین ترتیب برای شاخص به تنهایی که بخوای فقط شاخص رو نشون بده نه چیز خاصی کلش رو داره الان نشون میده مثلا من میدونم که نزدک حجم مارکتش نزدیک 10 میلیارد دلاره خب 10 میلیارد بیلیون منظور دیگه میشه میلیارد ها فهمیدم شما منظور ببین آها من الان اصلاح کنم بقاش کلا تو استاک آمریکا دو تا بورسه بورس نیویورک بورس نزدک خب این خارج از شاخصات که اینا همشون با همدیگه 46 هزار میلیارد دلار معادل 46 تریلیون دلار پول توشه نصف نصفه یعنی حدود 22 بیشتر از حتی عددی که تو ذهنته ولی این که این لحظه بفهمی چقدر پوله نه سایتی نیست که بگی الان اینقدر پوله خب این اطلاعات رو کجا میگیری؟ این اطلاعات رو چیزای گزارشی که مثلا بلومبرگ منتشر میکنه بورس نیویورک منتشر میکنه نه لحظه ای نیست تنها چیزی که لحظه ای نشون میده مثلا میزان بدهی آمریکاست میزان مثلا تولید ناخالص آمریکاست ولی اگرم باشه من نمیدونم که این لحظه مثلا چقدر تو بورس آمریکا پول هست این فقط نشونه که مثلا اینا رو جمع بکنین تقریبا چیزی متوجه میشی که 30 14 شاره اینا مجموعش حدودا چقدر تقریبا میتونه باشه قربون شما خب دوستان صحبت از تسلا شد من دیروز خدمتتون تسلا رو تحلیل کردم و بزنین سرچش کنم بیارم خدمتتون گفتم بسیار جای خوبیه اجازه میفرمایید بینندگان عزیز رو جلب میکنیم به کسی که میگفت تریدر سختشه اگه سر صدا باشه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه ریزی امشب یه پوزیشن باز کردم یکم هفت به سود ولی از اون چیزی که مد نظر من بیشتر سود شد و من حالا زهر بریم برای هم حلمه بشه هاشم دوستان عزیز از خواهی بکنم این که ببینید
من نیستم الان. تو این فرمی یه دقیقه خب طلا رو داریم. نه بابا چه؟ بشو. خب دوستان بریم ادامه تحلیل. اصلا من هم الان تحلیل کنم. من باید تحلیل کنم. علیرضا بفهم. خب عزیزان تسلا رو با هم دیگه نگاه کنیم. دیروز زمانی که کندل با پیر مارکت منفی کار خودش رو شروع کرد پیشنهاد دادم وقتی قیمت اومد زیر 193 روی قیمت‌های 189 و 292 میتونید خریداری کنید. خب امروز برای پیر مارکت مثبت کار خودش رو شروع کرد و ما تقریبا به طور میانگین این وسطش رو هم در نظر بگیریم حدود 4.5% به ما اثبات فقط سود داده. این معامله خرید ارزش داره تا حدود $210 هم نگهداری بشه. فقط ریسکش رو هم بهتون بگم که خب ما هر لحظه نیستیم که خدمت بخوایم تحلیل کنیم. باید این کانال حفظ شده باشه. یعنی ما این صف رو شکستیم. الانم مهیاس احتمال داره مثلا یکم حالا بیاد پایین باز برگرده بازی کنه. ولی در کل جای خوبیه که تا حدود 210 212 حداقل راحت میتونه بره به سمت بالا. که سودش هم می‌بینید دیگه مثلا الان حدود 11% اثبات میتونه حرکت مثبت داشته باشه و امروز هم بیشترین ولوم توی تسلا $30 میلیون الان داخل تسلا برای معامله میشه 1.5% مثبت هستش. جالبش اینه رتبه سوم که 14 میلیون این چه چیزیه بریم سرچش کنیم. آمازون هم که رتبه دومه الان قیمتش هم 167 من 170 این رو هم پیشنهاد فروش دادم. PANW این از اون سهامات که هر بروکری نداره. NW به بورس نزدک هستش و عجب پیر مارکت وحشتناک ریزشی اینو بعد اوف ببینید چجوری ریخته ارنینگ داشته اینجوری ترکیده. آره ارنینگ گزارش درآمد منتشر کرد $14 میلیون. حالا جالبش اینه شما بزرگی مارکت رو که اینطوری میتونید درک کنید. الان رتبه اول 30 میلیون تسلا بود، آمازون 170 که قیمتش الان حدود $167 $168 معامله میشه چقدر تغییر کرده؟ 0.5%. چقدر پول توشه؟ $14 میلیون. یعنی $14 میلیون پول توی آمازون تونسته قیمت رو 0.5% جابجا کنه. همون $14 میلیون یه سهامی رو که من نمیشناسمش PANW 26% منفی کرده. این میرسه به در واقع اون مارکت کپی که اون سهام داره. حالا قیمت این PANW 380 بود الان $100 ریخته. ببینید چقدر قیمت هم حتی مهم نیست توی بازار کریپتوکارنسی، توی بازار استک، هر عدد فقط یه چیزی که شما میخواین دستور بدین به بروکر معامله براتون باز کنه و شدیداً ریزش پیدا کرده. ولی این حرکتش رو نگاه میکنم از سال 2013 یه حرکت صعودی خوبی داشته و حتی 2023 اومده. من این رو بذاریم ببینیم احتمالاً کاربردی نداشته باشه برای 90% افراد چون ندیدم تا حالا توی صرافی خاصی این ارز موجود باشه. ولی الان قیمت که داره ریزش پیدا میکنه ما تقریبا چون کاملا سقف‌های بالاتری رو زدیم محدوده‌ای که دارم یکی $260 رو اگر جایی پیداش کردن خواستین برای خریدش با توجه به این ریزش $260 و بعد هم $233 برای خریدش مناسبه کوتاه مدت چون یه ارنینگ خیلی وحشتناکی رو انجام داده و ریزش خیلی قوی. PANW آره پالو آلتو نتورک همچین اسمی داره روی نتورک و اینجور چیزا هستش. مارکت کپش رو بخوام بفهمم من میرم توی تریدینگ ویو حالا آموزشش هم برای شما باشه اختصارش میزنم PANW و اینجا اوورویو رو کلیک میکنم صفحش باز بشه واسم این قسمت میریم توی بزنین همینجا هم زده باشه مارکت کپش 85 میلیارده که تقریبا بخوایم مقایسه کنیم با هم رده های خودش و بریم توی اسکرینر استاک رو باز کنم. تریدینگ ویو اگر یه گزینه اضافه میکرد همینجا هم رتبهشو میزد مثل کوین مارکت کپ خیلی خوب بود ولی اینا دائما نه جا به جا میشن سختش. بریم مارکت کپ ها رو ببینیم. 80 میلیارد دلار خیلی کمه. اصلا ببین همرده هاشو فقط میخواییم پیدا کنم. آه اینجا ها میشه
اصلا اینجا میرسه PANW هیچ سهام شناخته شده این قسمت ها نیست، ولی میکرون تکنولوژی هست. میکرون هم خیلی سهام خوبیه برای ترید کردن. و یه زمان روی میکرون خیلی ترید میکرد، آره فاطیما میکرون خیلی ترید میکرد، AMD خیلی ترید میکرد. و اینجا حدود 26% منفی حتی سل شده تکنیکالش و پی به ایش چنده 41. حتی قیمتش هم زیاد جالب نیست، زیاد سهام شناخته شده روی این مارکت کپ ها وجود نداره. بیایم پایین تر ببینیم، مثلا این MAR خوبه، جزء سهام های پرپتانسیله. حالا وقت تلف نکنم، اینا خیلی هاشون موجود نیست برای ترید و بیشتر حالا به درد ایرانی خارج از کشور میخوره. این لیست رو من قبلا نشون دادم دیگه، شما توی این لیست که الان آماده کردم قسمت سهام های خوب رو میتونید پیدا کنید. اینا صفحه رو نگه میدارم اینجا ببینید، اسکرین شات بگیرین این قسمت سمت راست، حتی بزرگش کنم که خواستین اختصار رو اضافه کنید توی تریدینگ. خب تسلا هم توضیحش رو دادم به چه صورته دیگه، الان 196 ارزش داره. واقعا تسلا رو نگهداری کنیم. دیروز آرزو خدمتتون گفتم خیلی خوبه واسه خرید کردن، 5% مثبت امروز و باز هم جا داره حرکت مثبتش رو ادامه بده. الان برای خرید نگیرین چون امکان داره مثلا هی اذیت بکنه. دوباره محدوده زیر 190 دلار برای خریدش مناسب هستش. این هم از این موضوع. بریم دیگه جمع‌بندی کنیم، نه جمع‌بندی نکنیم. برای شاخص داو جونز لذت بردین از تارگتش تو تایم فریم 5 دقیقه و 1 دقیقه. اینجا دقیقاً بایش رو خدمتتون گفتم که دقیقاً تا 520 که تارگت ما بود حرکت مثبت داشت. باز هم اگر قیمت حالا بخواد بیاد، یکی رو عدد 451 خوبه که الان باز 40 تا مثبت شده. اینا عددهایی که ما با کندل میتونیم متوجه بشیم. برای نزدک هم که من خب تارگتم گرفتم، حالا ریسک نکردم برای ورود مجدد و یه مقدار هم خسته شدم، حوصله دیگه ندارم ترید کنم. و یعنی باز میشد اینجاها توی 1 دقیقه متوجه شد، چون دقیقا ببینید اینجا اومد توی بایزونش. خدمتتون گفتم امیدوارم شما گرفته باشین، نگرفتین هم فقط 20 دلار مثبته. 400 395 بیس 5 دلاری بوده. و برای سل ها هم اینجا رو کم کم مصرف کرده دیگه، باید بیا تو 540 اینها برای سلش اقدام کنیم. MTR رو همچنان ادامه بدین. MTR ما در تایم فریم 15 دقیقه و 1 ساعته قابل مشاهده هستش، میتونید رسمش کنید. تا حمایت های 325-340 میتونید دنبال موقعیت خرید باشیم و بعد هم 250. فاطمه جان در خدمت شما. مرسی. من یادم نیست اصلا دور قبل تحلیل کردم یا نه. آره آره یادم تحلیل کنم. خب اتفاقا اومدم روی ارز آدا چون اینم درخواست داشت، یعنی اگه بخوام اونا رو تحلیل کنم تا صبح باید بشین تو لایو ترید خیلی زیاده، ولی میگم به ترتیب هر کدومم نشد فردا و اگه شد توی تلگرام میذارم. خب حالا بریم روی ارز آدا. الان من تایم فریم 4 ساعته هستم ولی میخوام از تایم دیلی شروع کنم که با هم ببینیم که کجای چارت هستیم. ببینید اول از همه باید بدونیم که اینجا یک کفی شکل گرفته، از سقفش قیمت گذر کرده، رسیده به این مقاومت تایم فریم روزانه و یه ریزش ثبت شده. حالا نکته ای که هستش، ما اینجا ناحیه شکستمون رو داشتیم. ببینید دقیقاً طبق این یکم میبرم عقب که کل چارت رو ببینیم. الان اینجا ناحیه شکست ما هستش، قیمت اومده توی تایم فریم دیلی روزانه به این ناحیه شکست برخورد کرده و حرکت داشته به سمت بالا. نکته که هستش دوباره به این مقاومتی که سرراش بوده یک ریاکشن ریزشی ما میبینیم و خب الان از عرضه دیلی ببینید شادو این کندل رو ممکنیم در نظر بگیریم بر خودمون و خب عرضه ای که ساخته شده برای ما و برخورد کرده بهش، اینجا یکم درجا زده قیمت و یه ریزش رو الان داریم در حال حاضر برش میبینیم. نکته که الان مهمه چی هستش؟ ما اینجا یک میبینیم سقفی بوده قیمت که برگشته توی این دوتا کندل بالای اون، پس یه عدد داریم نه خواهش میکنم یه عدد داریم که برای آدا حدود 0.58
8008 هستش که الانم یه برخوردی می‌بینیم بهش داشته باشد و یه حرکتی داشته، ولی باید بگم که منشأ حرکت همیشه بهتره که ما اینجا این کندل قرمز رنگ رو داریم. سقف این کندل 0.5634 هستش، کفش 0.5335 توی تایم فریم دیلی، پس ما اینجا این کندل رو داریم. حالا اینو اگر در نظر داشته باشیم چون خیلی بزرگه، من رستش میکنم، میریم توی تایم فریم های پایین تر مثل 4 ساعته ریفاینش میکنیم. برای 4 ساعته چطوری ریفاین میکنیم؟ یکی این کندل قرمز رنگ رو برای خودمون در نظر میگیریم که بعد از اون حرکت شده، یکی هم خب ما اینجا ناحیه شکست داریم که یک بار قیمت نه یکم پایین تره بهش میبینیم اینجا پول بک زده برخورد کرده، در ریاکشن به این ناحیه که جدید ساخته شده حرکت کرده، سقف زده. پس الان در حال حاضر ما میتونیم بگیم که اینجا یک شادو کندل داریم توی تایم فریم 4 ساعته. کندل قرمز رنگ مهمه چون بعدش رفته حرکت کرده به سمت بالا، اما از یه طرف باید در نظر داشته باشیم از کجا شروع شده به ریزش از عرضه روزانه. پس ما توی این نواحی اگه تعییدیدیم میتونیم موقعیت های بایر رو بگیریم، ولی باید سیو سود هامون رو داشته باشیم به موقع. و برای تایم فریم یک ساعته رو بیارم، توی تایم یک ساعته اگر بخوایم برای خودمون یک تقاضا داشته باشیم، این کندل قرمز رنگ هستش که من فعلا همین ناحیه رو میارم اینجا رسمش میکنم که الان قیمت به سقفش خورده، یعنی تاچ رو داشته همونطور که میبینین، ولی خیلی درجا زده. الان تایم فریم یک ساعت هستیم، کندل ها رفت برگشت رفت برگشت، تایید جذابی برای این که بدونیم یک حرکت به سمت بالا میتونه داشته باشه نداره. علاوه بر اون اینجا یک ناحیه شکست، کف شکست 0.62 سر راهش داره و بعدم اینجا یک کندل عرضه تشکیل شده از حدود 62.37 تا حدود 63 تقریبا. می‌بینیم اینجا این کندل یک عرضه ساخته. نکته مهم بعدی برای خریدها کجا میتونه جذاب تر باشه؟ اگه چارت رو کوچیک کنیم به نظر من یکی اینجاست، چرا که بعد از اون حرکت کرده رفته از این سقف که روز بالاتر ثبت کرده توی تایم فریم روزانه که کفش، ببخشید توی تایم فریم 4 ساعت هستم الان، کفش روده 0.5341 هست، سقفش روده 0.5442. همه اینا رو دوباره میشه بریم توی تایم فریم یک ساعته 15 دقیقه ریفاین نواحی رو داشته باشیم، ولی الان باید توی تایم بزرگ برای خودمون مشخصش کنیم. پس جای بعدی میتونه اینجا باشه. این دو تا ناحیه حمایتی رو توی تایم فریم های بالا داریم. دوباره اینجا ناحیه شکست ما هستش که اگر بهش برسه، البته اینو داشتیم که من جابجاش کردم رفتم توی تایم فریم یک ساعته، و اگر که برسن اینجا الان، یعنی در واقع روی یک تقاضای 4 ساعته هستش، ولی توی تایم یک ساعته دیدیم تایید جذابی نداشته. 15 دقیقه رو میارم الان که ببینیم چه نشونه‌ای میتونیم داشته باشیم. اول از همه دو تا کندل ریفاین توی 15 دقیقه داریم که کمی پایین تره، اگه قیمت بهش برسه دوباره میتونیم بررسی بکنیم. در حال حاضر هم اینجا اومده یک مقاومت مینور ساخته، قیمت چند؟ 0.5935 که اگر بالای اون کلوز کندل رو داشته باشه قیمت، و یه لحظه من یه چیزی چک کنم، آها جنبندی هم هستش، بعد میرم طلا و نقره و شاخص دلار رو هم خدمتتون میگم. نکته ای که باید الان میخواستم خدمتتون بگم، اینجا توی تایم فریم 15 دقیقه میبینیم یه مقاومت مینور ساخته، اگر پرقدرت بره بالاش یک نفوذی داشته باشیم، یک اینگالفی شکل بگیره، میتونه تا این نواحی حرکت رو به سمت بالا داشته باشه. 5 دقیقه رو هم میارم. اگه دقت کنی فعلا توی 5 دقیقه کاملا رنج شده، یعنی از ناحیه تقاضای 4 ساعته ما حرکت رو داشته به سمت بالا همونطور که الان روی چارت میبینین، ولی الان رنج شده، رنج حرکت کرده، یک مقاومت سر راش شکل گرفته که داره ازش ریزش میکنه، و خب این موضوع نکته مهمی میتونه باشه برای ما که اگر که به سمت بالا شکسته بشه میتونه تا این اهداف حرکتش رو داشته باشه. اگه تایم فریم یک ساعته رو بیارم یه بار دیگه با هم ببینیم، میبینیم فعلا توی یک ساعته رفت و برگشتی بوده که راجعش صحبت کرد. اینم از تحلیل آداب. بریم چارت طلا رو با هم ببینیم. اوه طلا 2025 بالاخره ریزش داره میکنه طلا. نکته که هستش الان من توی تایم 5 دقیقه هستم، اگه بخوام ریفاین داشته باشم برای خودم، این کنده قرمز رنگ که بعد از اون قیمت از این مقاومت گذشته و یک حرکتی به سمت بالا ثبت شده، حتی از این سقف هم گذر کرده،
مهمه. این ناحیه برای من مهمه، همونطور که از اول لایف ترید هم داشتم راجعش صحبت می‌کردم و خدمتتون عرض کرده بودم. به صورت ریفاین اگر بخوایم توی تایم کوچیک ببینیم، از حدود 2023-400 تا حدود 2024 هستش، یعنی یه کوچیکه. اگه برسه ارزشش رو داره، ولی باید بدونیم استاپ باید پشت این شادو آخر باشه. اما توی 4 ساعته اشاره کردم دیگه، من خودم کاری که انجام میدم میذارم استاپ تاش بشه اگر قراره که حالا استاپ هم با فاصله بیشتر باشه، ترجیح میدم استاپ کوچیک رو پشت همون شادوهای 5 دقیقه بذارم و اگر تاچ شد صبر کنم که برسه به قیمت 2018-500 کف این کندل 4 ساعته که سقف بوده و بعد به سمت بالا شکسته شده. دیگه ناحیه خیلی جذابی که میتونیم برای خرید طلا داشته باشیم اینجاست، این کندل سبز رنگه. از حدود 2013-400 چند تا بادی رو میتونیم در نظر بگیریم تا حدود 2015-2016 حتی، خیلی ناحیه بزرگی نمیشه. ناحیه تقاضای بعدی هستش که ما برای طلا داریم و اگر برسه من تاییدی ببینم میتونم وارد بشم. حالا اگر که تایم صورت جلسه باشه و یه موقع یه صحبتایی باشه که خیلی نوسان ایجاد کنه که بهتره وارد نشیم کلا، ولی الان این حمایت‌ها رو سر راهش داره. و عرضه بعدی هم که راجع به صحبت کرده بودم 35-38 هستش، بریم نقره رو ببینیم. خب نقره خیلی جالبه که کاملا ریزش کرد، اون ناحیه رو شکست، هرچند ازش به سمت بالا حرکتی رو داشت ولی خیلی اسکلپی، و بعد الان اون رو شکسته، حتی داره پایین این ناحیه که داشتیم. البته از این ناحیه حرکت‌های خوبی قبلا در هیستوری ها می‌بینیم که روی چارت داشتیم به سمت بالا. از این ناحیه حالا ناحیه بعدی که برای نقره هستش حدود 22700 هست، کف ناحیه تا 22780 که توی تایم فریم 15 دقیقه اینجا به صورت این کندل سبز داریم، ولی من میخوام توی تایم های بالاتر هم این موضوع رو بررسی بکنم. توی تایم یک ساعته این موضوع رو باید بدونیم، اگر این ناحیه هم شکست یه باره خیلی میتونه پایین تر رو ببینه. اینجایی که درجا زد و رفت و یه حرکت خوب سعودی و شروع کرد، قیمت کفش حدود 23320، سقفش حدود 23420 تقریبا، و دیگه این میشه قیمت بعدی برای نقره که اگه برسه به نظر میتونه جای جذابی هم باشه. برای موقعیت های فروش تایم فریم 15 دقیقه رو میارم. خب این سقف که اصلا جلوی قیمت رو گرفته، ولی ما الان حتی میتونیم توی این ناحیه های شکست، مثلا اینجا کندلی که به سمت پایین شکسته شده، اگه قیمت برگرده به صورت اسکلپی فعلا فروش رو داشته باشیم. اینو پس میکنم، این به صورت در واقع یک ناحیه شکست برای ما روی چارت هستش، ولی منشأ حرکتش این کندل سبز رنگ هستش. نقره خیلی شارپ داره ریزش میکنه، اینجوری که الان داره میرسه به اون ناحیه حمایتی بعدی که روی چارت داشتیم توی تایم فریم 15 دقیقه. و میخوام الان برم یه نگاهی به طلا بندازم. طلا حدود 2023 رسید به ناحیه، طلا رسیده به ناحیه، ولی تو تایم 15 دقیقه خیلی کندل قبل شارپ بوده. من کندل یک ساعته رو هم سری بیارم، تازه بسته شده، کندل با بادی قوی نزولی داشتیم، خیلی شارپ رسیده به ناحیه. به خاطر همین یا تایید باید بگیریم یا صبر کنیم برسه به اون 4 ساعته حدود 2018-500 که با هم دیدیم کف کندل 4 ساعته بود، ولی خب الانم روی ناحیه هستش. من توی یه دقیقه ببینم فعلا هیچ کندلی بسته نشده، الان فعلا یه کندل دوجی داریم توی یه دقیقه که داره به سمت پین بار شدن میره، ولی باید تایید شد دیگه، میدونیم پین بار باید تایید. آره دقیقاً کندل سبز ببنده، حرکت میکنه به سمت بالا تارگت ها به ترتیب 2027 که خیلی روش نوسان داشت و بعد شکستش به سمت پایین، البته قبل از اون مقاومت هستش دیگه، از 2023 مقاومت اول حدود 2026، بعد از اون 2027-28، در نهایت هم که سقف ناحیه. اینم از جنبندی من، امیدوارم که پرسود بوده باشین، روز خوبی برای شما بوده باشه، فعلا خدا نگهدارتون تا فردا. عزیز را بفرمایید. بسیار عالی. دوستان منم جنبندیمو خدمتتون بگم، اول از همه دوستانی که سل گرفتن طلا رو بعد از ثبت کندل یک ساعته که گفتم الان دیگه طلا بای نداره و سله، حتما روی این لول های قیمتی که الان فاطمه هم نوعی حمایتش رو گفت باید سری بسود کنید. به نظرم توی الان کنده 402 ساعت دیگه فرصت باقی مونده که بسته بشه، احتمالا ما زیر 23 رو هم تست کنیم. و جالبش اینه 2 ساعت دیگه شروع سخنرانی آقای باومن، درست میگم آقای آرزا؟ آره ساعت 9 ما
بله ساعت 9 شب 9 و نیم به وقت ایران میشه. FOMC ممبر. آره آقای عام ببخش خانم بدون عکس بود. 21 و 30 سخنرانیه، بعدش هم که صورت جلسه هستش. نگو بایزدی که الان داریم میرزا آقا تو رو رو تحلیل خودتون بمونید همیشه. به تحلیل دوستتون هم اطمینان کنید. من به شما چی گفتم؟ من گفتم که اینو شکست شما سل بزن چشم بسته. من گفتم به مبلات سل داشتم از اون بالا. خب هی بستم هی بستم با خفت هم داریم گوش نده ایوی نباشین. وقتی یه جای استاپ بهتون میده، من رفتم برای ابی نقاشی کشیدم رو سفرش، گفتم ببین تا الان تو همش بای بزن، ساعت 1 ظهر بود، 11 ساعت به قول خودش وایساده سل، ولی ما تا وقتی سل شد سلو میزنیم. و حتما ببینین هر استراتژی نقطه ورود داره، نقطه خروج داره، سیف سود داره. استراتژی ما اینه که اینجا باید 50% سیف سود کنیم و سود خیلی پولی هم هست، نزدیک به 50 پیپه. و حتی الان اگر تاییدیه هم دیدین روی این بیس خرید داره. این هم از این موضوع که متأسفانه تا الان هیچ خبری نیست. درسته 4 ساعت میره تو این 2 ساعت اذیت، اگه قرار باشه طلا بره بالا این 4 ساعت میره پایین، یه جا شادو میکنه. حواستون بهش این 2 ساعت باشه تریدرای طلا. و داو جونز نزدک رو من تحلیل کردم، فقط توی کامنت داشتم یوتیوب رو نگاه میکردم. انویدیا رو یه نفر از دوستان خواسته بود، خدمتتون عرض کنم که برای انویدیا که 680 دلار هستش، عجب رشد عجیب و غریب و خوبی داشت. توی انویدیا ما در تایم فریم هفتگی این دو روز قیمت زیر 696 دووم بیاره کلاس کندل بده، وارد یک اصلاح میتونیم بشیم و این حرکت اصلاحی روی انویدیا تقریبا تا حدود 616 دلار ادامه دار خواهد بود به نظر من. ولی این دو روز صبر کنیم، بعد از اینکه کندل هفتگی بسته شد میتونیم موقعیت های سلش رو بگیریم و برای خرید خب طبیعتا این قیمت ها خیلی بالا هستش. من هفتگیش رو و حتی ماهانش رو لحظه بیارم، شما دقت داشته باشین کندل ماهانه رو ببینید. این قسمت اومد با اینجا سقف رو شکست. سقف اگر اساس اینجا باشه که بعد از یکش اصلاحی داشته، داره به ما نشون میده دو برابر این لگ که بخواد بزن موج سوم رو بخواد موج 1 2 3 4 5 موج 4 5 رو بخواد ایجاد کنه، تارگتی که داره 860 هستش در تایم فریم ماهانه. بنابراین ما میتونیم برگشت ها تو دل این کندل که قیمت خرید بهتون میگم داشته باشین تو ذهنتون. اول ناحیهش قیمتش رو مشخص کنم، فیبوناچی میرم تو تایم فریم پایین ببینم ارزشمند هست یا نه. حدود 560 دلار رو داره به من نشون میده. میرم تو تایم فریم 4 ساعت روزانه، 4 ساعت هم خیلی پایینه. تایم فریم روزانه این قسمت تقریبا شروع موج خیلی خوبه. 560 دلار انویدیا برسه باز میتونیم برای خریدش اقدام بکنیم. این هم جنبندی من، امیدوارم که امروز هم تونسته باشین سود کسب کنید و خدا نگهدار. خدا نگهدار بچه ها. آقا رضا مرسی. بعد قربون شما. خب دوستان، بازار چون داره میریزه اکثر ارزها دارن میرسن به حمایت‌های حالا یه جورایی کم اهمیتشون، اینا میشکنن به نظر من. حالا خیلی نمیخوام در موردشون صحبت بکنم، واسه همین رفتم از سایت کریپتو بابلز چند تا از ارزهای پرنوسان رو پیدا بکنم در موردشون صحبت بکنیم و برای جمع‌بندی این چند تا ارز جدید رو با هم بررسی بکنیم. یکیش SCA سیا کوین، SCUSDT در تایم فریم هفتگی رسیده به یک محدوده خوب برای اینکه بخوایم ریاکشن نزولی ازش بگیریم و گذشته بازار رو هم که نگاه میکنیم به همچین محدوده های ریاکشن های خوبی رو نشون داده. اینجا یک محدوده عرضه داشته همطور که میبینید، این برخورد رو داشته و یک ریزش. الان با این کندل جدید هفتگی رسیده به این محدوده عرضش و در تایم فریم های کوچیکتر میتونیم که به دنبال ستاپ های سل باشیم براش. نزدیک سقفش که میشه میتونیم بریم تایم فریم های کوچیکتر مثل 1 ساعته و اونجا البته کوچیک‌تر هم باید بکنیم به نظر من، 15 دقیقه مثلا. اگر اومد نزدیک سقفش میایم 15 دقیقه بعد یه همچین کندلی مثلا ورود سلمون رو میزنیم، استاپمون هم میذاریم پشت همون کندل، احتمال اینکه بهمون سود بده
هستش. اما اگر دوباره حرکت نکرد به سمت سقفش و توی این محدوده گیر کرد، تایم فریم های بزرگتر رو به دنبال موقعیت های فروش خواهیم بود. برای مثال اینجا یه مقداری پرایس اکشن بهمون نشون بده، قیمت رو نگه داره محدودمون، یکم از این مومنتوم کاسته بشه، وارد فاز کانال بشه. حالا اولین پولبکشو که زده، اما بعد اولین پولبک ما معمولا وارد چه فازی میشیم؟ وارد یک کانال همجهت با اسپایکی که قیمت زده بود میشیم، یعنی ممکنه که همچنان رو به بالا حرکت بکنه بعد این پولبکش. پس باید منتظر باشیم که اینجا یه مقداری قیمت تثبیت بده، محدوده قیمت رو نگه داره و بعد از چند تا کندل 4 ساعته میتونیم که برای معاملات سل حالا یه مقداری بلند مدت تر هم ورود بزنیم. منظورم از بلند مدت واقعی نیست، نسبت به تایم فریم 15 دقیقه این معامله یکم طولانی مدت تر میتونه که باز بمونه. تارگت هاش هم بزرگتر میشه، شاید استاپش هم به نسبت بزرگتر باشه چون قراره پشت محدوده بذاریم استاپمونو. دیگه مثل اسکلپ هایی که در تایم فریم 15 دقیقه میگیریم، پشت کندل تاییدیمون استاپو قرار نمیدیم. عرض بعدی فچ ای آی، بریم فت رو هم بررسی بکنیم. در تایم فریم هفتگی رسیده به سقف همیشگی خودش و دقیقا مثل تحلیل SC این هم میتونه اینجا به همون ریاکشن های نزولی رو بده. همونطور که میبینید در تایم فریم روزانه هم کندلی که امروز زده نزولی بوده و برگشته داخل محدوده ما، و در تایم فریم های کوچیکتر مثل 4 ساعته میتونیم که دنبال یه همچین پرایس اکشنی از این ارز هم باشیم. ببینید این وارد فاز کانالش شده، الان باید دنبال MTR باشیم ازش. حالا اینجا ترند لاین کشیدن خیلی درست نیستش، بریم ببینیم تو یک ساعت جواب بده یا نه. یک ساعتش بهتره، حالا این کانال برادنینگه و رو به بالاست، احتمال اینکه به سمت پایین بشکنه هم بیشتره. پس خوبه برای ما کف شکنی و شکست ترند لاین رو باید ببینیم، بعدش توی پول بک هاش این ارز رو هم میتونیم سل بزنیم. فکر میکنم آربار خوبی رو بهمون بده، پس منتظر همچین اتفاقی باید باشیم ازش. اینجا رو اگر شکست توی پول بک ها معاملات سل و همراهیش به سمت پایین. اینم از این. یه نگاه نهایی به سایت کریپتو بابلز بندازیم، یه دونه هم از ارزهای قرمز تحلیل کنیم. بیم رو تحلیل کردیم تازگی ها، بریم OP رو هم بررسی بکنیم. OP USDT، از تایم فریم های بزرگتر شروع بکنیم. تحلیل هم چقدر قدیمی هست، اینا رو پاک میکنم. خب در تایم فریم هفتگی چقدر خوبه برای ریزش همین الانش. به نظر من OP بلند مدتش میتونه که میار مدتش میتونه یک ریزش خوبی رو از همین جاها تجربه بکنه. یک دابل تاپی رو اینجا داره برای ما میزنه و همونطور که میبینید یک سقفی هم اینجا داره، محدوده داینامیکی اینجا داره که تو این قالب داره سقفشو میزنه. حالا اگر کل تاریخچه‌شو یک کانال در نظر بگیریم، الان روی محدوده سقفشه. ببینیم روزانه چی کار میکنه. روزانش هم که کندل انگالفینگه. حالا بعد این من ورود به معاملات سل رو مناسب نمیبینم چون همچنان کفای بالاتر رو زده برای ما. اما اینجا اگر این کندل رو بست، میریم تایم فریم های کوچیکتر این کندل روزانه رو ببنده زیر همین شدای کندل قبلیش. میریم تایم فریم های کوچیکتر مثل 4 ساعته، پول بک هاش رو به محدوده سقفش میتونیم با استاپ لاس کوچیک سل بزنیم. مثلا قیمت اگر پول بک داد دوباره تا همین محدوده 4 دلار، یه معامله سل میتونیم بگیریم اینجاها با استاپ، مثلا ببینم کجا بذاریم استاپمون رو. استاپمون درصدی زیاده ولی به نسبت آربار خوبی هم به نظرم میتونه بده بهمون توی مثلا پوزیشن رو اگه یه ماه نگه داریم. پوزیشن یه مقداری مثلا 3-4 تا کندل هفتگی بعد میتونه کمی طولانی مدت تر باز بمونه، ولی با استاپلاس 6 درصدی میتونیم که یک سود چند ده درصدی از این ارز هم بگیریم. یه موقعیت خیلی خوب بود، خوب شد که این ارز رو هم چک کردیم. الان نقطه ورود نیست دوستان، الان استاپلاسمون میشه 15-20%. باید صبر بکنیم که تثبیت ها در تایم فریم بزرگتر داده بشه، پول بک های تایم فریم کوچیکتر به سمت بالا رو میتونیم که با استاپلاس کوچیک براش ریسک بکنیم، چون هنوز کندل هفتگی ما قرار نیست بسته بشه با اون پول بکی که من بهتون گفتم و ممکنه که سبز بشه. میگم که این معامله ریسکیه، پس باید استاپلاس کوچیک رو حتما رعایت بکنیم. اینم از این. بیت کوین هم ببینم اگه تحلیلش آپدیت خاصی بخواد داشته باشیم. متاسفانه کندل 4 ساعتش زیر اون کفی که میگفتم نبست.
البته حالا خیلی هم ریاکشن سعودی عجیب و غریبی نداده ها، ولی فعلا تثبیت نداده دیگه. ببینیم که چی میشه. اگر اومد و این کفمون رو شکست، توی پول بکاش میشه معاملات سل جدید گرفت. معاملات سل قدیمیمون هم که ما هنوز باز داریم و تا همین لحظه هم فکر میکنم حدود 3% 4% توی سود باشه، 3% توی سوده، یه مقداری ریسکش داره بیشتر میشه که این کف شکنی ها اتفاق نمیفته. دوباره احتمال حرکت به سمت 52500 دلار برای بیت کوین هست. اینم از این. امیدوارم که از لایف ترید امروز استفاده کرده باشید. منم از خدمتتون خدافظی میکنم و صحبتو میسپارم دست همکارانم تا فردا. خب خسته نباشین دوستان، منم خدافظی میکنم. فقط ساعت 10:30 شب گزارش کمیته FOMC بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و اگر پوزیشن باز دارین حتما مدیریت بکنین. منم خدافظی میکنم تا فردا، خدا نگهدارتون. بفرمایید. خیلی عالی، مرسی. منم سری جنبندیمو داشته باشم. یه سری از ارزهایی که شما خواستین موند، حالا سعی میکنم ببینم اگه بشه الان، اگر نه فردا. فقط اول بریم سراغ اتریوم. اتریوم چند تا موضوع مهم داره، فاندای مهم داره. تو استوری اگر دنبال کرده باشین خدمتتون عرض کردم، اینجا خیلی خلاصه بگم چون گفتم اتریوم آخر میگم. با توجه به اینکه توییتی برای ارز اتریوم زده شده، یعنی بازار گاوی رو داره نشون میده با نماد بنفش رنگ و که این نماد میتونه برز سولانا، ماتیک اشاره داشته باشه، ولی اعتقاد من اینه که اشارهش برز اتریومه چون بیشتر نسبت به اون نشونه ها میره. علاوه بر اون ما یک خرید، یک انتقال 90 میلیون دلاری داشتیم تتر به صرافی بایننس توسط آقای جاستینسان. حالا ربطش به اتریوم چیه؟ چون نه جاستینسان خاله خب اتریوم که نیست، خالق تیاریکس هستش و اصلا ارتباط آنچنانی با اتریوم نداره. این آقای جاستینسان علاقه شدیدی به هولد کردن اتریوم داره در واقع و قبلا هم شاید خرید 180 میلیون دلاریش بودیم از ارز اتریوم و باز هم من معتقد هستم یه حجمی از این 90 میلیون دلار تتری که به بایننس منتقل شده میتونه برای خرید ارز اتریوم بوده باشه. علاوه بر اینها دو تا نهنگ داریم توی مارکت که خرید مشخص از اتریوم داشتن. مبالغ بالایی بوده. الان خدمتتون عرض میکنم دقیقش رو، یه چند ثانیه. مبالغ رو من نوشتم، استوری کردم، میخوام از روی اون براتون بخونم. یه مبلغ 30 میلیون دلاری اتریوم بوده که از بایننس به کیف پول منتقل شده، یه دونه هم 260 میلیون دلاری که مبلغ واقعا زیادی میتونه برای اتریوم باشه. بریم روی چارتش. این نکات مثبت ذکر شده به این معنا نیست ما همین الان دکمه بای رو بزنیم، این رو توجه داشته باشین. ما فاندها رو داریم چون اون فاندها تأثیراتشون میتونه بعد از اصلاح باشه، یعنی آقای جاستینسان میتونه مبلغشو به صرافی منتقل کنه تا وقتی قیمت به اونجایی که میخواد سریع بتونه خرید بکنه. به این معنا نیست از همینجا قیمت به سمت بالا میره. اتریوم یه روند سودی خیلی تمیز داره، ما بایش هم داشتیم خیلی قشنگ از کف. الان هم یه عدد ریسکی اگر بخوام بهتون بگم روی 2857 هستش و عدد هم 2750، همین عددی که روی چارت داشتیم. این تو عدد میتونه ریاکشن برای اتریوم ایجاد بکنه. البته من نواحی نقدینگیش رو چک میکنم، ما بایش رو از 2100 داشتیم خاطرتون باشه. کاملا بستگی داره که این اصلاح چقدر میتونه برای بیت کوین عمیق باشه و حالا تاثیرش برای اتریوم چیه. اصلا مهم نیست، ریزش هر چقدر ادامه دار باشه به ما فرصت های بهتر میده. یعنی تمام این خطوط بنفش رنگی که روی چارت ما میبینین اعدادی هستن که میتونن برای اتریوم ارزش خرید داشته باشن. مثلا الانی که بعد از 2968 رسیده فعلا خریدارش نیستیم، اینو توجه داشته باشین چون عدد مهمیه و میتونه باعث ریاکشن ها به سمت پایین برای اتریوم بشه. من میخوام نقره رو ببینم. نقره یه بای داشتم رو محدود خاطرتون باشه، دور قبل گفتم اون با یک ضرر خیلی جزئی پوزیشن رو بستم. البته تو سود هم رفت، ریاکشن های اولیه خیلی خوب بود ولی خب توی سود من خارج نشدم و با یک ذره خیلی جزئی خارج شدم از پوزیشنم. یعنی میتونم بگم با نقطه ورودیش تفاوتی نمیکرد. الان که اومد رو عدد 22.81 باز هم داره ریاکشن نشون میده و خب میتونه که یک ریاکشن های ریز اسکلپ به سمت بالا داشته باشه، ولی خیلی پر ریسک هستش چون هم طلا هم نقره خدمتتون عرض کردم داره قبل تسبیح پایین این نواحی میتونه مخصوصا طلا رو بعد خیلی پایین‌تر برسونه. طلا هم الان وارد محدوده مهمی شده که میتونه ریاکشن ایجاد بکنه، ولی خیلی پر ریسک میتونه
باشه براش. من میخوام بیت کوین هم سری ببینم. در مورد روش اسکلپ کردن پرسیده بودین، تمام اینا رو من ویدیو میگیرم توی لایو ترید، فرصتش نیست. سعی میکنم ویدیو رو حالا یا تو سایت کافه آپلود بکنیم، حالا یا تلگرام خودم، ببینم که به چه شکلی میشه. ویدیو میگیرم براتون میذارم. بیت کوین رو داریم، تایم فریم بزنید یه دقیقه بیارم روزانش رو. این چارتی نیست که من روش تحلیل دارم. تایم فریم یک ساعته. هنوز عدد رو نشکسته، عددی که اول لایو خدمتتون عرض کردم داره نسبت بهش ریاکشن نشون میده. تحلیلام همونه. دامیننس تسر هم همینطور نسبت به عدد 5 و 20 داره ریاکشن میده. ارزهایی هم که تحلیلشون موند فردا خدمتتون آپدیت ها رو عرض خواهم کرد. امیدوارم که روز پرسوی سپری کرده باشین. تا فردا و یه برنامه دیگه صرفاً خدا نگهدار. خب دوستان خسته نباشید همگی، روز جذابی بود و مارکت با اینکه خیلی نوسان نداشت ولی خب طبق تحلیلات پیش رفت. سل طلا خب منطقی تر بود چون توی یک ناحیه عرضه 4 ساعته بود. در تایم فریم یک دقیقه بای های خوبی هم داشت، اسکلپ ها همه جوره سل و بای، تا نهایتا رفت روی اون تایم فریم بالا و حرف اونو گوش داد و به سمت پایین حرکت کرد. تارگت حالا سل خوبی هم داد و از اون بالا 2030 تا 2023 خوب منطقی تر بود سلش. ولی میگم دوستان عزیزم که بایی داشتن اونا هم تارگت دیدن و عالی بود. مارکت همینه، نبض و ضربان قلب و همینجوری بالا و پایین قرن، فقط قسم میخوریم روی یه پوزیشن. من سل یورو دلار داشتم، خیلی خوب ریخت اینجا این بالای بالا، حالا بعد پوزیشن رو نشون بدم سریع. و بایی نزدک و کف کف چندین بار از اینجا گرفتم بستم، دوباره اینجا گرفتم بستم، هی فست اسکلپ بود دیگه. و اگه یادتون باشه سل انزدی دلار رو داشتم ولی یه جا اومدم کلوز آل کنم، داره حتما میگه اومدم کلوز آل کنم، پوزیشنم بسته شد ولی خب تحلیلمو داشتم دیگه که انزدی دلار تاییدیه سل شده بود و اوایل لایف ترید بود، گفتم اینجا سونگار شکونده همه رو معکوس زده ببین چقدر جذاب. یه لگ ریخ فکر کنم 15 پیپ تا 20 پیپ تا الان اومده پایین، نمیدونم اشتباه نگم از نقطه ورود تا اینجا 13 پیپ. و فقط نفتم استاپ شد توی کل تحلیلی که داشتم، استاپ نفتم هم به این شکل بود که ناهیم خب بی‌اعتبار شد. ولی یه ناحیه ارزه 30 دقیقه دیگر اینجا دارم. دوستان این نیست که یه استاپ بشه میگم دیگه نگاش نمی‌کنم، نه، شما هر آیتمی که کلی ازش سود گرفتی کلی بهتون ضرر هم زده، نمیشه که روشون قهر کنیم که حالا یه استاپ شده این همه تارگت. اینجا دوباره مجددا یه ناحیه ارزه دیگر دارد و با استاپ 77 و 55 میتونه که نفت بریزه. هنوز اگر عزیزین حجمش جوری بوده که برده بالا استاپو و اذیت نشده و میخواد یه استاپ جدید داشته باشه، استاپ جدیدش میشه بالای ناحیه بالای این شادو، در واقع 77 و 6 دهم بهتر، 77 و 6 دهم دیگه درش هم حساب شد دیگه، شده دیگه. این از این. و پوزیشن هم که دیگه بستیم و نو پوزیشن میمونیم تا فردا. امیدوارم که روز پر سود سپری کرده باشین. همه دوستان بسیار استثنایی، تحلیل همه جذاب و عالی. این که سود نگرفتیم مشکل از مدیریت سرمایه خودمونه، این که تمام میکنیم مثلا فرض کن روی سل طلای یه تیکه بالا میزنه میگه او این هم استاپ شد، زودتر میبندیم. به استاپ اون باید پایبند باشیم. استاپ طلا روی ناحیه عرضه که داشت بالای ناحیه روی 2033 بود، 33 رو ندید و بعد نهایتا ریخت، پایبند باشیم به اون استاپ و جای درستش. مراقب خودتون باشید. همه خدافظی کردن اینا، ما رفتیم. بای بای. ما رفتیم. کافه تری، اولین شبکه تلویزیونی بازارهای مالی.